کتاب دنیای پس از مرگ نویسنده موریس مترلینگ مترجم زبیه الله منصوری و راوی مایده ندرخانی پیرامون این کتاب کتاب حاضر یکی از آثار معروف موریس مترلینگ به شمار آمده و مسائل بحث برانگیزی را درباره جهان آخرت مطرح کرده است. این مسائل ضمن که ساده می نماید در عین حال پیچیده و پراکنده هستند به طوری که ایجاد ارتباط منطقی میان مسائل مزبور بعضا دشوار بوده و دیدگاه های متفاوتی را درباره یک موضوع خاص عرضه می کند. دلیل عمده آن این است که شادروا زبیه الله منصوری مطالبی را از دیگر آثار مترلینگ به اصل این کتاب افزوده است در حالی که مطالب اخیر لزوما منطبق با محتویات اصلی کتاب حاضر نمی باشد. با توجه به اهمیت وافر و حساسیت موضوع دنیای پس از مرگ، ضروری دانستیم که ابتدا نگاهی گذرا به شخصیت و تفکر فلسفی مترلین بیافکنیم. سپس به برخی مطالب ضد و نقیز و بعضا نادرست و اشاره‌ای بشود. آنگاه مفهوم مرگ و جهان آخرت از دیدگاه شر و فلسفه اسلام را با یاری جستن از منابع معتبر نظیر زندگی جاوید یا حیات اخروی تعلیف زنده استاد متحری به طور اختصار شرح می دهیم. هدف ما این بوده است که خوانندگان ضمن آگاهی از افکار و اندیشه های مترلینگ از درستی و نادرستی آنها نیز آگاه بشوند. شخصیت و تفکر فلسفی مترلینگ موریس مترلینگ اساساً یک دانشمند است و نه یک فیلسوف در معنای عام و جان میدانیم که میان آن دو تفاوت بزرگی است یک دانشمند دارای اطلاعات فلسفی به مسائل فلسفه از دیدگاه خاصی مینگرد یعنی اینکه آن مسائل را در ترازوی افکار و اندیشه های شخص خودش سبک و سنگین می کند و لزوما از تبیین و توجیه فلسفی پیروی نمی نماید چون اندیشه تغییر پذیر دارد لذا بی اراده دچار تعارضگویی می شود ولی یک فیلسوف در معنای حرفی آن به اصول و موازین یک مکتب فلسفی پایبند است و تمام گفته ها و استدلال هایش نیز در همان راستاست. است بنابراین مترلینگ به عنوان یک دانشمند در باب مسائل فلسفی دارای طرز فکر خاصی است که مشخصات عمده آن را فهرستوار برای خوانندگان ارجمند نقل می‌کنیم. مورد اول مترلینگ کوشیده است تا مسائل پیچیده فلسفی نظیر هستی، خدا، مرگ، سرنوشت انسان و جهان آخرت را به زبان ساده برای خوانندگان بیان کند. چون این مفاهیم اساسا سرشتی پیچیده و فنی دارند لذا ساده کردن آنها طبعا با خطاهایی نظیر از قلم انداختن اصول مسلم و پذیرفته شده بیتوجهی به مطالب و استدلالهایی که در تبیین فلسفی اهمیت دارند نتیجه گیری های غیرمنطقی و ناصحیح و نظایر آنها همراه است مفاهیم فلسفی فوق ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بر فرضیات فلسفی مذهبی استوارند در حالی که مترلینگ نتوانسته است این ارتباط را حفظ کند مورد دوم مترلینگ خود را یک پژوهنده حقیقت میداند که تابه هیچ ورام و مسلکی نیست و به اصطلاح آزاداندیش است همین خصلت باعث شده است که برداشت و بینش های فلسفی خود را پیوسته تغییر دهد و اصول تازه ای را مطرح نماید زد و هایی که در آثار مترلینگ دیده می شود و ناشی از خصلت مزبور است علاوه بر این که بی علاوه بر این که خوانندگان آثار او را با ابهام و سردرگمی روبرو می سازد، بهانه نیز به دست مخالفان او می مورد سوم، موریس مترلینگ یکی از هواداران مکتب تکامل گرایی است. این مکتب میکوشد تا از التقاط معنویات مسیحی و علمگرایی نوین شناختی نو از جهان هستی را ارائه دهد این مکتب میگوید که جهان و کائنات به سوی یک پیشرفت از پیش تعیین شده در حرکت است خداوند یا خالق هستی وجودی است بسیار عظیم و لایدرک چرا که عقل و فهم بشر قادر به درک واقعی ذات او نمی باشد. از سوی دیگر مترلینگ از فلسفه هند باستان نیز متأثر است و از این رو توجیه خاصی درباره جهان آخرت دارد او میگوید که درد و شکنجه جسمانی منحصر به جهان مادی است در حالی که جهان آخرت یک ابدیت مطلق بوده و فقط روحها در آنجا حضور دارند این ارواح در جهان آخرت به تکامل رسیده و به ذات مطلق هستی خداوند میپیوندند. تعارض دیدگاه مترلینگ با مقوله معادشناسی در ادیان الهی از جمله اسلام در همینجا قرار دارد. مورد چهارم مترلینگ در بحث از یک مقوله فلسفی بر بینش شخص خودش متکی است نه استدلال فلسفی و کلامی و ضمنا مسائل مختلف و پراکنده ای را عنوان می کند که بعضا فاقد ارتباط منطقی با موضوع مورد نظر هستند یا یعنی اینکه مسائلی را مطرح می سازد که خود او قادر نیست به آنها پاسخ بدهد. مورد پنجم با وجود نارسایی های فوق، مطالعه آثار مترلینگ شوق تفکر را در خوانندگان بیدار می کند و استقبال زیادی که از آثار او در جهان شده است، صرفاً به خاطر همین نکته و نیز سبک و سیاق ساده نویسی اوست. نکات فوق و ذکر را بیان کردیم تا خوانندگان ارجمند هنگام مطالعه آثار مترلینگ به مزایا و معایب کار او آشنا باشند. نگاهی اجمالی به نارسایی های کتاب حاضر در کتاب حاضر مترلینگ این اندیشه اصلی را مطرح می کند که مفهوم مرگ چیزی جز زندگی جاودان نیست. زیرا در عالم هستی هیچ و عدم وجود ندارد و عدم نیز نوعی وجود و هستی است وی تاکید دارد که دایره عظیم خلقت آنچنان گسترده و عمیق است که عقل و فهم انسان قادر نیست مفهوم مرگ را دریابد و اگر آگاهی هم وجود دارد جنبه سطحی داشته و لزوما به معنای درک واقعیات نمی باشد. در نمایشنامه لازار و مادلین این فکر را عنوان می کند که به دلیل جهل عمومی بشر مرگ و جهان آخرت برای ما ناشناخته است. آنچه را که از زبان لازار ایلازار بیان می کند در واقع درک انسانهای عادی از مفهوم مرگ است. نارسایی های مزبور را ابتدا بر حسب موضوع تقسیم کرده و سپس به درستی یا نادرستی آنها خواهیم پرداخت. در صفحه سی سطرهای سه و چهار کل صفحه سی و دو صفحه سی و سه سطرهای شش و هشت از زبان لازار می گوید که مردگان در جهان آخرت هیچ کاری ندارند و فقط می خوابند. مطالب مزبور در واقع بیانگر دیدگاه مردم عادی مسیحی از جهان آخرت است که آنجا را مکانی برای استراحت و آرامش ابدی می دانند. عنوان کردن مطلب مزبور نه تنها به معنای تایید نیست بلکه خوردهگیری غیر مستقیم از این طرز تفکر جامعه مسیحی است در صفحه 32 سطرهای 10 و 11 جهان آخرت را یک لامکان میداند یعنی جایی که در ظرف مکان فیزیکی نمی گنجد این دیدگاه در معاشناسی رسمی مسیحیت وجود ندارد بلکه ناشی از افکار برخی عرفای مسیحی است در حالی که کلیسای کاتولیک دیدگاه مزبور را نپذیرفته و آن را نوعی رفسوار در مفهوم رستاخیز می‌دانند. از زبان لازار شرح می‌دهد که نمی‌داند چرا مرده است. چیزی را در جهان آخرت نمی‌بیند. خوشبختی یا بدبختی را در آنجا درک نمی کند. احساس نمی کند که مرده است. صفحه 34 و 36. مطلب مزبور در راستای بینش شخصی مترلینگ بیان شده است. وی معتقد است که پس از مرگ یک انسان او تمامی حواس مادی خود را از دست می دهد و روح خالص می شود. زندگی و مردگی برای او یکی است، خوشبختی و سعادت هم یکی است، زیرا اینها میارهای جهان خاکی هستند. در درک مترلینگ از ابدیت این حواس و خواستهای دنیاوی جای خود را به پاگذاردن در دنیای کمال می دهند. که در آنجا هر چه هست کمال و ابدیت مطلق است و حواس مادی قادر به فعالیت نیستند در اینجا مترلینگ از فلسفه هند باستان متأثر است به ویژه مذهب بودا در صفحه 189 همین دیدگاه را به این صورت عنوان کرده است که در جهان آخرت شعور زمینی از میان می رود. در صفحات 89, 90, 103, 118, 123, 188 به این موضوع می پردازد که درد و عذاب جسمانی فقط به جهان خاکی ما تعلق دارد. در حالی که در جهان آخرت هیچ گونه درد و رنجی وجود نداشته و انسانها به راحتی مرحله کمال را طی می کند. در همین راستا منکر کیفر و مجازات گناهکاران در جهان آخرت است و استدلال می کند که خداوند همه انسانها را می بخشد. صفحه 152 در صفحات 118 الی 123 میگوید که در واقع انسانها شخصا خودشان را محاکمه می کند و درباره اعمال خیش داوری می نماید. این مطلب را در نمایشنامه پیرمردی که نمیخواهد بمیرد از زبان سایه مرگ بیان می کند. استدلال مترلینگ این است که مفهوم گناه و کیفر فقط در قالب انسان زنده مستاق دارد و وقتی او مرد گناه معنایی ندارد. صفحه 118 حتی از زبان سایه مرگ می گوید که بازخواست کننده در آن روز جزا کسی جز خود او نیست. صفحه 119 این عقیده ای مترلینگ در تضاد کامل با معادشناسی مسیحی است اعم از کاتولیک و پروتستان و اساسا نشانگر دیدگاه شخصی او باشد که لزوما نمیتواند یک دیدگاه صحیح باشد اشکال کار مترلینگ در این است که کمال روحانی در جهان آخرت را در امهای جسم انسان ها می داند. مهمتر از آن فلسفه عقوبت و مجازات گناهکاران در قیامت یکی از ارکان مسلمه ادیان الهی است و چنانچه این فلسفه متعالی خدش دار بشود پایه خود دین هم سست می گردد. چرا که یک دین الهی می کوشد تا انسانهای رستگار و پاک کردار بسازد و این رستگاری و پاک کرداری جز در پرتو ایمان به قیامت امکان پذیر نیست. در صفحه 105 سطرهای 14 الا 16 و صفحه 106 سطرهای 1 تا 7 مسئله بقای روح را عنوان کرده و نتیجه می گیرد که روح جاویدان است اما شیوه عنوان کردن آن صفحه 105 بسیار سوال برانگیز است هرچند که در چند صفحه بعد صفحه 106 به جاویدان بودن روح تاکید دارد به طوری که قبلا ذکر شد مترلی شیوه خاصی در طرح مسائل فلسفی دارد ابتدا تردید و ابهام را در ذهن خواننده به وجود می آورد و سپس در قالب قیاس پاسخ مورد نظر را می دهد. در واقع او می خواهد که شوق تفکر را در خوانندگان کتاب بیدار کند درباره فهم و شعور مردگان در جهان آخرت چند مطلب را عنوان می کند. یک مردگان به همه علوم آگاهی دارند صفحه 182.1 دو مفهوم امید و ناامیدی در جهان آخرت معنایی ندارد صفحه 153 در اینجا مترلینگ از فلسفه هند باستان متاثر است هندوها معتقد بودند که وقتی روح از کالبد بدن خارج شد و هجاب جسمانی را رها کرد تمامی اسرار خلقت و او کشف می شود. امید و ناامیدی را نیز دایده دا کار کرده حواس مادی میدانستند. درباره درستی و نادرستی این بخش از فلسفه هند در قسمت مذهب بودا به آن خواهیم پرداخت. باز هم درباره مردگان دو مطلب مختلف را عنوان می کند. چرا مردگان به خواب ما می آیند؟ صفحه 182 و دلتنگ شدن مردگان برای خیشان خیش صفحه 191 در مورد مطلب اول دلیل میآورد که جای مردگان در قلب ما قرار دارد و نه در گورستان. مترلینگ در اینجا سفسته می کند. به این معنا که میخواهد سنت دیرین زیارت قبر مردگان را نفی کند. باقی ماندن خاطری یک فرد در دل و جان انسان هیچ منافاتی با زیارت اهل قبور ندارد. در اسلام و حتی مسیحیت اصلی یکی از تکالیف شرعی این است که برای آمرزش روح مردگان باید به سر مزار آنها رفته و ضمن قرائت قرآن خیرات کند این یک سنت پسندیده است که در عین حال عبرتی برای زندگانی نیز هست اما درباره مطلب دوم یعنی دلتنگ شدن مردگان برای زندگان صفحه 191 بترلینگ این موضوع را فقط به عنوان یک فرض در قالب موضوع نهراسیدن از مرگ عنوان کرده است. با این هدف که در صورت باقیماندن ماندن شعور و حافظه زمینی در یک انسان مرده او طبیعتا دلتنگ دوستان و خیشان زنده خود خواهد شد لازم یادآوری است که برای افراد معتقد به قیامت و جهان آخرت مردگان قادرند به طرق مختلف با زندگان تماس بگیرند نظیر رویا الهام و غیره در صفحه 158 سطر 13 الا 15 مترلینگ میگوید که ترس از مرگ تنها عاملی است که به زندگی شرعی و عرفی انسان امکان بقا می دهد. این مطلب به هیچ رو درست نیست. حیات و استمرار زندگی یک انسان بستگی به آرمانها و هدفهای او دارد و نه ترس از مرگ چرا که هر انسانی می‌داند که روزی خواهد مرد ترس از مرگ معمولا در میان دو گروه از افراد وجود دارد یک افراد خدا ناباور، دو افرادی که دچار اختلال روانی ترس از مرگ هستند در صفحه 136 می نویسد که هیچ کس قادر نیست خداوند را ببیند زیرا همه ما در وجود او هستیم. مقصود مترلینگ این است که با چشم ظاهر نمی توان خداوند را دید بلکه باید با چشم دل او را دید. در صفحه 156 سطرهای 10 الا 14 در قالب یک توجیه پیچیده به این مسئله فلسفی می که خداوند از ازل وجود داشته است. زیرا اگر بخواهیم رابطه علت و معلولی را در جهان دنبال کنیم سرانجام یک دور و تسلسل باطل پدید خواهد آمد پس ناگزیریم بپذیریم که خدا از ابتدا وجود داشته و جهان مخلوق اراده اوست در صفحه 169 سطرهای 9 الا 7 در قالب یک عبارت پیچیده فلسفی این مطلب را عنوان می کند که ذهن انسان قادر به درک عظمت هستی نیست. به طوری که ممکن است فقط سایه ای از حقیقت هستی را درک کرده باشد. در اینجا مترلینگ متأثر از نظریه افلاتون درباره منشأ شناخت هستی است. مثال قار در نظریه افلاتون. افلاتون میگوید که آنچه ما از جهان ظواهر و محسوسات درک می کنیم سایه ای از واقعیات یک جهان برتر و متعالی است. در صفحه 159 سطرهای 18 الى 11 و صفحه 160 سطرهای 1 و 2 مسئله شیطان در ادیان و مذاهب را عنوان کرده و میگوید که ما انسان ها در بسیاری از موارد مرتکب خلاف شده و آن را به شیطان نسبت می دهیم. لازم به توضیح است که در اصطلاح علم اخلاق نفس اماره همان شیطان یا ابلیس است که وسوسه خطا و گناه را در انسان بیدار می کند. بنابراین بیگناهی شیطان نمیتواند مصداق داشته باشد. در صفحه 143 ضمن شرح حکایت گفتگوی حضرت عیسی علیه السلام با زن سامری مترلین می نویسد که عیسی مسیح علاقه زیادی نداشت که مردم تمام گفته های او را بفهمند. این حرف هیچ رو درست نیست. در حکایت مزبور آن زن سرانجام کلام حضرت عیسی درباره معنای آب حیات را درک می کند و به عیسی ایمان می آورد. درباره حضرت آدم و خوردن میوه درخت ممنوع سفسده کرده و نتیجهگیری نادرستی کرده است. صفحه 53 طبق نص سری قرآن آدم و هوا به شادکامی در بهشت عمر می گذراندند. سوره بقره آیه ولی به آنها گفته شد که فقط از میوه یک درخت نخورند. سوره تاها آیه 120 شیطان که رشک و رقابتی به آنها داشت به آن دو چنان القا کرده بود که خداوند به این جهت آنون را از خوردن میوه ی آن درخت نه کرده که مبادا جاودانه بشوند. آدم و هوا نیز به تمه جاودانگی از امر الهی اسیان کردند تا سوره ای تاها آیه 121 و با خوردن میوه ممنوع از بهش رانده شدند. ولی آدم توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. سوره بقره آیه 27 هنگامی که حضرت آدم به زمین آمد پیامبر الهی شد و کمال آگاهی را از عقل و درایت داشت. در صفحه 53 سطرهای 11 الی 16 مترلینگ می‌خواهد بگوید که انسان پس از اینکه از این جهان رفت به تمامی اسرار آگاه می‌شود با این حال خود او نخواهد دانست که شخص او یا سایر مردگان به این اسرار پی بردند زیرا علم آگاهی انسان در مقایسه با معرفت گسترده الهی نوعی جهل کامل است در صفحه 71 سطرهای 15 الا 17 و صفحه 72 سطرهای یک و دو می نویسد که چه فکر انسان بزرگتر می شود اخلاق او پستر می گردد و عاطفه و ترحم او رو به تقلیل می گذارد و شاید به همین مناسبت است که دنیا نیز عاطفه و ترحمی ندارد. لازم یادآوری است که مطالب مزبور مستقل از موضوع کتاب بوده و ارتباط مستقیم با آن ندارد سونیا مترلینگ یک قضیه منطقی را مطرح کرده که موضوع و محمول آن درست نیست و طبیعتا نتیجه غلط هم به دست می آید. توضیح این که دنیا یا روزگار یا زمانه به خودی خود عاقل یا فاقد عقل نیست بلکه نیروی حاکم بران است که عقل یا فاقد عقل می باشد. چون مترلینگ معتقد است که خالق عالم هستی خداوند در کمال عقل و بخشایش است بنابراین قیاس مزبور از نوع فارق بوده و غلط می باشد. وانگه ای همونطور که خود او نیز میگوید لازمه عقل بیشتر در انسان وجود اخلاق بیشتر و عاطفه بیشتر است. در صفحه 97 ضمن بیان پیشرفت و رشد افراد در اثر توسعه علوم و فرهنگ میگوید که جوامع بشری سیر قهقرایی می کنند و این پرسش را مطرح می کند که آیا امکان دارد در آینده به توان جوامع بشری را اصلاح کرد یا خیر؟ این گفته ای مترلینگ در رابطه با جنگ جهانی دوم و, و روی سخن او با جوامع غربی است که در طول این جنگ خانمانسوز به جان یکدیگر افتادند و میلیون ها انسان را نابود کردند. در صفحه 104 می گوید که من اگر جای خدا بودم انسانهایی کامل می افریدم. و سپس می که نقص و کمال جزء میارها و ضوابط حیات دنیوی است. باید یادآور شد که اگر قرار بود خداوند انسانها را به طور کامل و بدون عیب و نقص خلق کند، در این صورت فلسفه حیات معنایی نداشت. هدف از خلقت انسان این است که افراد بشر برای شناخت خدای خیش و عالم هستی تلاش کرده و اسرار جهان را بگشایند تا سیر حیات ادامه یابد. در صفحه 146 یک موضوع سیاسی را مطرح می کند و می گوید که هیچ دولتی نمیتواند برای همیشه خوب باشد زیرا تجمع انسانها در قالب اجتماع باعث کوتاه فکری و غرور آنها می شود. با توجه به اینکه مطلب مزبور هیچ ارتباطی با موضوع کتاب ندارد و مترجم محترم صرفا از باب سلیقه آن را بر متن اصلی افزودند به نظر می رسد که روی سخن مترلینگ با دولت های غربی است که ادعای دموکراسی و آزادی خواهی دارند ولی تعصب قومی آنان را به جنگ و پیکار میکشاند نظیر جنگ جهانی دوم حتی در میان این دولت ها نیز کشورهایی مانند سوئد و سوئیس وجود دارند که کم و بیش دولت های خوبی بودند. در صفحات 178 الی 179 از مذهب بودا تمجید می و عقیده پیروان آن مذهب درباره رشد تکاملی انسان پس از مرگ و مستحیل شدن در ذات خداوند و نیز سوزانیدن جنازه مردگان در راستای تسریع روحانی آنران را می ستاید. در اینجا باید یادآور شد که مذهب بودا یک آین توحیدی نیست. حتی به شرک نیز معتقد است. عالم وجود مملو از خدایان، شیاطین و ارواح و اشباه فوق انسانی است که محکوم به مرگ و تناسخ می باشند. و از یک خالق واحد و یک دای جهان سخنی به میان نمی آورند. بودا قانون کارما، گردونه سرنوشت و انتقال روح تناسخ را از مذهب هندویسم گرفته است. او معتقد است که زندگی در این جهان ممنوع از آلام و بدبختی است و لذا انسان باید با ترک دنیا و ریاضت نفسانی پرهیزگار بشود. مقدمه مترجم کتاب دنیای پس از مرگ آخرین کتاب فلسفی موریس مترلینگ است. پس از نگارش این اثر او دیگر چیزی ننوشت که جنبه فلسفی داشته باشد. مطالبی که در این کتاب به نظر خواننده می رسد بیشتر شبیه به فرمول های کلی می باشد. یعنی مترلینک ده صفحه، 20 صفحه و بلکه سی صفحه مطالب را گاهی در دو سطر و سه سطر خلاصه کرده و به نظر خوانندگان می رساند. به طوری که می توان گفت اگر مطالب کتاب را گسترش می دادند و آن را باز می نمودند ده ها کتاب را تشکیل می داد. خود مترلینگ در مقدمه که بر این کتاب نوشته شرح می دهد که چگونه اثر خود را به صورت مختصر به رشته تحریر درآورده است. در صفحات آینده بعد از اینکه مقدمه مترلینگ را خواندید، مطلب بر شما آشکار خواهد شد. بعد از اینکه کتاب دنیای پس از مرگ منتشر شد در بعضی از کشورها در صدد برآمدند که از عنوان آخرین کتاب مترلینگ که دنیای دیگر یا صحنه ستارگان است استفاده کنند و لذا گزیده ای از آثار او را جمع آوری کردند و عنوان صحنه ستارگان را روی آن گذاشتند ولی اصل کتاب همین است که در این صفحات از نظر شما میگذرد و من آن را از روی متن اصلی متن فرانسوی ترجمه کردم گویا خوانندگان آگاه هستند که میترلینگ تمام کتابهای خود را به زبان فرانسوی نوشته و به واسطه خدمت بزرگی که به زبان فرانسوی کرده او را به عضویت افتخاری فرهنگستان علوم فرانسه انتخاب نمودند چیزی که مرا وادار به ترجمه این کتاب کرد این است که احساس کردم که هموطنان عزیز من برای فهم آثار مترلینگ بیش از گذشته استعداد دارند با اینکه تکرار کلام سبب کسالت خوانندگان می شود من مطلبی را که در مقدمه یکی از کتاب های دیگر گفته بودم تکرار می کنم زیرا ممکن است کسانی که امروز این کتاب را به دست می گیرند آن کتاب را ندیده باشند و آن مطلب این است که آثار مترلینگ همه بکر و بدون سابقه نیست و دیگران هم در گذشته بعضی از این مطالب را گفتند اما فرقی که مترلینگ با دیگران دارد این است که این مرد بزرگ برجسته و قامز تری مباحث فلسفه و حکمت را در قالب الفاظ ساده می ریزد و عالی مسائل فلسفی را طوری آمیان بیان می نماید که انسان همینقدر که سواد خواندن داشته باشد آن مطالب را می فهمد. و همین امروز ما در مملکت خودمان متفکرینی داریم که واقعا بزرگ هستند و من بعضی از آنها را می شناسم. یکی از این متفکرین بزرگ ما که امروزه در تهران سکونت دارد و گوشگیری انتخاب فرموده کسی است که شاید در عصر اخیر ما در تمام ایران بیش از سه نفر از نوع او نداشته ایم و نداریم و من و دیگران معترف هستیم که افکار این مرد بزرگوار واقعا درخشنده و بدی است. ولی افسوس برای من و امثال من که نمی توانیم به سهولت افکار درخشنده ای این مرد بزرگ و عارف فرشت سیرت را استنباط کنیم. اکثر فلاسفه و عرفا و متفکرین ما وقتی که کتاب می نویسند این طور می نویسند. در قاره اروپا هم وضع به همین منوال بود تا وقتی که مترلینگ آمد و شروع به نوشتن کتابهای خود کرد. موقعی که این کتاب ها منتشر گردید چنان انعکاسی در اروپا و آمریکا کرد که واقعا حیرت آور بود. مثل این بود که مردم تازه چشم باز کردند و دنیا را میبینند و انگار که برای اولین مرتبه مناظر جهان را مشاهده می نمائند. نه فقط کتاب های مترلینگ نزدیک به یکصد مرتبه در فرانسه چاپ شد بلکه ترجمه آنها در سایر کشورها نیز چندین بار تب گردید و هنوز هم دنباله آن دوام دارد و اخیرا که مترلینگ از آمریکا به فرانسه مراجعت کرد یک مرتبه دیگر کشورهای اروپایی مبادرت به تجدید نشر آثار او نمودند خوانندگانی که از وضع نشر کتاب در اروپا و آمریکا مطلع هستند پوشیده نیست که در آن مناطق اگر کتابی صد بار هم تجدید چاپ شود چیز عجیبی نیست و بعضی از کتاب ها تا 300 و 400 بار هم تجدید تب شدند. اما عجب در این است که یک کتاب فلسفی صد بار تجدید تب شود و طبقات عادی نسبت به خواندن این گونه کتاب ها میل و رغبت نشان بدهند. متفکرین اروپا تصدیق می کنند که کتاب فلسفه ریاضیات تعلیف نیوتون دانشمند شهیر انگلیسی که 300 سال از دوره او میگذرد و اصل آن به زبان لاتینی نوشته شده برجسته ترین اثری می باشد که از اندیشه بشر تراوش کرده و بعد از کتاب های مقدس آسمانی این کتاب را بزرگترین کتاب می دانند. ولی در این 300 سال کتاب مزبور حتی پنجاه مرتبه هم تجدید تب نشده است زیرا مردم عادی نمی توانند آن را به سهولت بفهمند اما بعضی از کتاب های ودهاز نویسنده تنزگوی انگلیسی حدود 100 بار تجدید چاپ شده و ترجمه آن در تمام دنیا منتشر گردیده است این یک پیروزی معنوی بزرگ برای یک نویسنده فلسفی است که در زمان حیات وی کتابهای او این همه خواننده داشته باشد و مردم رغبت کنند که مسائل مشکل فلسفه را به وسیله او بخوانند و بفهمند چرا جایی دور برویم در همین مملکت خودمان بعضی از تصنیف ها که من راجع به آنها چیزی نمیگویم چون نمیخواهم که سرایندگان آنها تصور نمایند که من نظر خصوصی دارم در سی هزار و چهل هزار نسخه به فروش رسیده است ولی تیراژ کتاب های ادبی از بزرگترین نویسندگان دنیا از هزار و دو هزار تجاوز نمی نماید و مدتی باید در کتاب فروشی ها بماند تا به فروش برسد. خلاصه هنر بزرگ و اصلی مترلینگ در این است که فلسفه را در دسترس عموم گذاشت و این علم قامز و عالی را طوری ساده و آری از اصطلاحات سقیل کرد که همه میتوانند آن را بفهمند با این وصف نمی توان انکار کرد که یک قسمت از افکار او مخصوص خود اوست و دیگران قبل از وی نگفتند و بدون تردید سه کتاب این مرد بزرگ به نام زندگی مورچگان زندگی موریانه ها و زندگی زنبوران اصل از شاهکارهای جاویدان است. و نیز در کتاب فلسفی وی که آخرین آنها این کتاب می باشد مطالبی یافت می شود که اختصاص به خود مترلینگ دارد نکته دیگر که میخواستم ارز کنم و سابقا هم گفتم مربوط به ایرادهایی است که بر مترلینگ گرفتند و کتابها و رساله هایی می باشد که در جاهای مختلف بر رد نظریات او منتشر شده است من می توانم به جرأت بگویم کسانی که این کتاب و رساله ها را بر رد نظریات مترلینگ نوشتند از سرچشمه افکار خود او استفاده های شایان نمودند. چون مترلین غالبا در کتاب خود زد و نقیز می گوید و لذا به طرزی غیر فکر خواننده را باز می کند و خود به دست خیش به خواننده سلاح می دهد که بر علیه وی به حرکت درآورد. مترلین میگوید که من ادعا نمی کنم که به هیچ حقیقتی رسیدم و ادعا ندارم که چیزی را میدانم بلکه یک پژوهشگر هستم که دائما حقیقت را جستجو می کنم. و از هر طرف که تصور می به سوی حقیقت می به راه می افتم. و به محض اینکه به بنبست برخوردم و دیدم که راه بسته است مراجعت می نمایم و راه دیگری را در پیش می گیرم. مترلین که من هیچ خجالت نمی کشم که نظریه و فکری را که دیروز ابراز کردم امروز انکار کنم. و نوشته امروز من به کلی مخالف و نوشته دیروز باشد. چون کسی که راستگوست و کسی که تواضع و فروتنی دارد صاف و ساده میگوید که من دیروز اشتباه کرده بودم و امروز هم معلوم نیست که درست بگویم و شاید فردا گفتار امروز خود را تخته نمایم ولی کسانی هستند که میدانند اشتباه کردند و با این وصف دو دستی تا آخر عمر به اشتباه خود می چسبند و حاضر نیستند آنچه که گفتند تکذیب نمایند که مبادا آب روی آنها بین مردم و بریدان بریزد و مردم بگویند که این آقا ضد و نقیز میگوید چون افکار و نظریات مترلینگ این طور است یعنی ضد و نقیز می باشد و خود مترلینگ هم مرتبا برای رد نظریه دیروز خیش دلیل می آورد این است که نیروی تفکر خواننده خیلی قوی می شود و بدون اقراق هر کس که دو یا سه کتاب از آثار فلسفی مترلینگ را بخواند خود یک متفکر فلسفی قابل ملاحظه خواهد شد به همین جهت بر رد نظریات مترلینگ قلم فرسایی کردن آسان است ولی هر کسی که تا امروز بر رد نظریه مترلینگ چیزی نوشته، قسمت مهمی از عوامل حمله خود را از خود مترلینگ گرفته است. در صورتی که تاثیر خواندن کتب سایر فلاسفه این طور نیست. یعنی مغز و فکر انسان را این چنین قوی نمی کند و بلکه برعکس فکر خواننده را در چهار دیوار یک نظریه سریح فلسفی محبوس می نماید. همین اواخر من مشغول مطالعه در نظریه فلسفی جدید اگزیستانسیالیست بودم که به زبان فارسی می توان آن را فلسفه وجود ترجمه کرد. شاید خوانندگان محترم شنیدند که این نظریه فلسفی را ژان پل سارتر فیلسوف و متفکر معاصر فرانسه ابدا کرده است بیش از سه یا چهار سال از نشر این نظریه نمیگذرد زیرا بعد از جنگ اخیر و از سال 1944 میلادی این نظریه در فرانسه و بعد در ایتالیا و انگلستان و آنگاه در آمریکا نشر گردید من هنگامی که این فلسفه جدید را مطالعه می کردم طوری فکر من تحت تاثیر آن قرار گرفته بود که وقتی مطالعه را تمام کردم دیدم نمی توانم چیزی بر رد آن فلسفه بگویم و مغز من که تحت تاثیر استدلال و منطق آن نظری قرار گرفته بود قادر نمی بود که طور دیگری فکر کند. سابقا هم وقتی که فلسفه اسپینوزا را میخواندم همینطور شدم و دیدم که نمیتوانم چیزی بر رد آن بگویم چون فکر من تحت تاثیر آن فلسفه قوه تعمیق را از لحاظ اینکه چه چیزی بر رد آن بگویم از دست داده بود اما خواندن آثار مترلینگ برعکس فکر را قوی می کند و انسان در خود آن نیرو را می بیند که تمام این افکار را یکا یک رد نماید و به علاوه مغز انسان آماده می شود که بتواند راجع به قامسترین مسائل علمی از هر قبیل فکر کند و راه حل پیدا کند. مطالعه آثار این مرد بزرگ یکی از بهترین وسایل خداشناسی است و هر کس که آثار مترلینگ را مطالعه نماید به راستی و نه از روی ریا و ظاهرسازی خداشناس خواهد شد. زیرا مترلینگ چنان عظمت خداوند توانا را مقابل چشمهای ما مجسم می نماید که ما بی اختیار در مقابل ذات کبریایی او به سجده می متاسفانه به واسطه شهرت بزرگی که این مرد در جهان دارد و چون افکار و کتابهای او راجب صدها مسئله مختلف می باشد، در بعضی از کشورها برخی از مترجمین و ناشرین چیزهایی را که به هیچ وجه متعلق به مترلینگ نبوده است به نام او منتشر کردند تا بتوانند به, به فروش برسانند. تا آنجا که من اطلاع دارم تا کنون در ایران چنین واقعی روی نداده و امیدواریم که بعد از این هم روی ندهد و از خداوند می که رغبت مردم به مسائل جدی و علمی به درجهی برسد که نویسندگان و مترجمین بتوانند آثار دانشمندان و سایر متفکرین بزرگ جهان را نیز در دسترس خوانندگان بگذارند این مقدمه را به پایان می رسانیم. لازم به ذکر است که مترجم ناچار شده است برای رعایت مسائل اجتماعی برخی مطالب کتاب را حذف کند نکته دیگر آن است که مترجم چند مبحث از کتاب دیگر مترلینگ را به کتاب حاضر افسوده تا خلع مزبور پر گردد مترجم فروردین 1328 مقدمه نویسنده این کتاب ششمین کتاب از سلسله انتشارات ما می باشد که یکی از خوانندگان فرانسوی نام پنج کتاب دیگر را افکار شبیه به پاسکال گذاشته است. من اینقدر خودخواه نیستم که تصور نمایم خواننده مزبور میخواست است مرا به پاسکال شبیه کند. من میدانم که او میخواست بگوید که سبک نگارش من در این کتاب ها ظاهرا شبیه به سبک تحریر پاسکال بزرگترین نصر نویس فرانسه می باشد. پنجل اولیه ای مجموعه که در پاریس چاپ شده دارای عناوین زیر است. 1. قبل از سکوت مطلق چاپ سال 1934 میلادی دو ساعت ریگی چاپ سال 1935 سه سایه بالها چاپ 1936 چهار در پیشگاه خدا چاپ 1937 پنج دروازه بزرگ چاپ 1938 یادداشت ها و افکاری که در کتاب های مزبور نوشته شده مربوط به خداوند، جهان، عرصه نامحدود گیتی، ابدیت، هستی و نیستی، دنیاهای دیگر و سرنوشت های انسانی، مجهولات، زندگی قبل از تولد و بعد از مرگ است. این افکار یادداشت ها مربوط به مسائلی است که گاهی مافوق، گاهی مادون و گاهی در ماورا و زمانی در ما سوای عقل و شعور معمول و متعارف ما قرار می گیرد. یعنی مربوط به مسائلی است که در زندگی روزانه ما به آنها توجه نداریم برای اینکه جزو خوراک و پوشاک و خواب و تفریح ما نیست که به آنها توجه داشته باشیم. این افکار یادداشت ها مربوط به مسائلی است که برعکس خوراک و پوشاک و مسکن و تفریح و مشغله روزانه هر روز به فکر انسان نمی رسد و خیلی کم مورد توجه انسان قرار می گیرد. و چون جزء احتیاجات روزانه نیست مردم خود را محتاج نمی بینند که هر روز بدان فکر کنند. و اما در این کتاب مطالبی که به نظر شما می رسد بیشتر عبارت از افکاری است که من نخواستم آنها را با شاخ و برگ حوادث و وقایع توام کنم. من فکر می کنم که در هر کتابی ممکن است افکاری وجود داشته باشد که توجه انسان را جلب نماید. ولی افکار مزبور که در شاخ و برگ حوادث مختلف پیچیده شده کمتر به نظر می رسد. از آن گذشته از آغاز پیدایش کتاب تا امروز حوادث و سوانه بشری و مسائب پیوسته یک نواخ بوده و لذا تکرار آنها اگر خسته کننده نباشد باری جلب توجه هم نخواهد کرد. این است که من در این کتاب از تکرار حوادث و مصائب خودداری کردم و در عوض افکاری را هم که ممکن است در لفافه حوادث هر افسانه‌ای پیدا کرد بدون شاخ و برگ به نظر شما میرسانم فایده این اسلوب این است که اولا وقت شما تلف نمی شود و به جای اینکه یک کتاب را از اول تا آخر بخوانید تا بتوانید یک فکر از آن بفهمید بدون خواندن آن کتاب بدان فکر و نظریه پی خواهید برد. دوم که در ضمن مطالعه حواس شما بر اثر خواندن وقایع بدون اهمیت و احیانا کودکانه که در بسیاری از رمانها و نمایش ها دیده می شود متفرق نخواهد گردید و اقلا این افکار بدون پیرایه این مزیت را دارد که از صحنه سازی آری است به طوری که در صفحات آینده خواهید دید در این یاد مسائلی وجود دارد که خود من نمیتوانم جواب همه را بدهم و تعداد سوال ها بیش از جواب هاست. ولی باید دانست که اگر ما میتوانستیم فقط به یکی از این سوالات صفات آینده جواب بدهیم به تمام اسرار دنیا پی می بردیم و حل همون یک مسئله کافی بود که تمام اسرار دنیا را برای ما آشکار کند. زیرا در این جهان همه چیز مثل حلقه های یک زنجیر محکم به هم پیوسته است و همین که یک حلقه به دست آمد سایر حلقه ها چه در جلو و چه در عقب به دست خواهد آمد. شما از خواندن این یادداشت‌ها و افکار معلومات زیادی کسب نخواهید کرد اما در عوض ممکن است که حس کنجکاوی شما را بیدار نماید و سبب شود که برای فهم مسائل دیگر بیشتر آماده باشید این یادداشت‌ها به طور منظم تدوین نشده که مطالب آن به طرزی منظم در پشت سر هم بیایند بلکه بدون نظم بوده و همانطوری که به فکر من میرسد روی کاغذ آمده است و علاوه بر بینظمی در این یادداشتها مطالب ضد و نقیز هم یافت می شود. ولی من که با حقارت اعتراف می کنم چیزی نمیدانم بیم از ندارم که گفته دیروز خود را امروز تکذیب کنم و چیزی بگویم که برخلاف گفته دیروز است برای من زحمتی نداشت که این یادداشت ها را طبقه بندی نمایم و هر موضوعی را در یک فصل جا بدهم اما فکر کردم که خواننده کسل خواهد شد علاوه این طبقه بندی دلیل بر این است که نویسنده پرمدتی است و خیال میکند که چیزی میداند و تصور مینماید که میتواند چیزی به دیگران بیاموزد ولی من چیزی نمی دانم که بتوانم به دیگران بیاموزم من میتوانم بحث مربوط و هر یک از این یادداشت ها را طولانی کنم و سعی نمایم که دامنه بحث را به جاهای دور بکشانم لیکن آزمایش های گلکاری و باغبانی به من آموخته است که اگر انسان برای وجین علف های حرزه خیلی باغچه را بیل بزند ممکن است که ریشی گلها و گیاهان مفید را هم خشک نماید. به طوری که بهتر است اصلا اقدام به این کار نکند که مبادا در آخر کار چیزی برای او باقی بماند. لذا هنگام نوشتن این افکار من ترجیح دادم که بحث را طولانی نکنم که مبادا وقتی به جاهای دور کشانیده می شود باعث ناامیدی گردد. فصل اول لازار و مادلین مادلین و لازار یکدیگر را ملاقات می کنن و شروع به صحبت می و این گفت و شنود بین آنها رد و بدل می شود. مادلین لازار آیا تو مرده بودی؟ لازار میگویند که من مرده بودم مادلین آیا میدانی که این مرتبه یعنی برای دومین مرتبه در چه موقع خواهی مرد لازار آری میدانم من قبل از تو خواهم مرد مادلین به چه دلیل میدانی که قبل از من خواهی مرد لازار برای اینکه تو از من کوچکتر و جوانتر هستی و طبعا چون عمر من زیادتر است باید زودتر از تو بمیرم مادلین آیا می دانی در چه موقع برای دومین مرتبه خواهی مرد؟ لازار موقع دقیق آن را نمیدانم، ولی به طور تخمین پیش بینی می کنم که چه وقت خواهم مرد. مادلین پس معلوم می شود که تو فرقی با دیگران نداری چون دیگران هم بدون اینکه بتوانند تاریخ واقعی مرگ خود را پیش بینی کنند به طور تخمیم می دانند که چه وقت خواهند مرد. لازار آری من فرقی با دیگران ندارم. مادلین اینک بگوی که وقتی انسان می میرد به چه کاری مشغول می شود؟ لازار به هیچ کار چون کاری وجود ندارد که انسان به آن مشغول شود. مادلین میخواستم خواستم از تو سوال کنم که تو برای چه مرده بودی؟ لازار من از علت مرگ خود بدون اطلاع هستم و کسی به من نگفت که برای چه مرده بودم. مادلین پس تو با اینکه مرده بودی معلوماتی کسب نکردی و چیزی یاد نگرفتی؟ لازار انسان تا وقتی که نمیرد نمیداند چه معلوماتی کسب خواهد کرد و دیگران هم وقتی مردند خواهند دانست که چه معلوماتی کسب خواهند نمود مادلین آیا چیزهایی را که تو در موقع مرگ آموختی اینک به خاطر نداری لازار نه اینک به خاطر ندارم و آن چرا هم که به خاطر دارم نمیتوانم بگویم مادلین چرا نمیتوانی بگویی لازار برای اینکه باید به وسیله زبان و کلمات این خاطرات را بیان کرد و متاسفانه خاطرات مزبور طوری است که به وسیله زبان و کلمات ادا نمی شود. مادلین من از این حرف تو حیرت می کنم زیرا چطور ممکن است که آدم چیزی را بداند و نتواند بگوید؟ لازار حیرت ندارد آیا تو هرگز آب در قربال ریخته ای؟ و آیا مشاهده کرده ای که وقتی قربال را بلند می کنی چیزی در آن باقی نمی ماند؟ خاطرات دوره مرگ من نیز همینطور است. وقتی می آنها را در قالب الفاظ بریزم و با زبان ادا کنم چیزی باقی نمیماند. مادلین بگو بدانم که مردگان چه می کنند؟ لازار هیچ کار مادلین، آیا شغلی ندارند و اگر شغلی ندارند اوقات خود را چگونه می لازار مردگان شغلی ندارند و اوقاتی ندارند که بگذرانند. مادلین مردگان در کجا هستند؟ لازار در هیچ جا. مادلین من از این گفته سر در نمیآورم و نمیفهمم که نداشتن اوقات و نبودن در هیچ جا چه معنی می دهد؟ لازار من تصدیق می کنم که تو از این گفته سر در نمی برای اینکه مغز انسان طوری ساخته نشده که بتواند این حرف ها را بفهمد. مادلین وقتی که تو مردی مردگان به تو چه میگفتند؟ لازار آنها به من گفتند که نمردند و زنده هستند. مادلین ولی خود تو بین آنها چه می کردی؟ لازار من همواره می خوابیدم. مادلین من تصور میکردم که وقتی انسان میمیرد دیگر نمیخوابد. لازار برعکس تنها کاری که انسان میتواند بکند همان خوابیدن است. مادلین حال که تو چیزی مختی و معلومات جدیدی کسب نکردی اصلا چرا مردی؟ لازار من نمیتوانم بگویم که چرا مردم زیرا به من نگفتند که چرا باید بمیرم. مادلین من میخواستم بدانم که تو در موقع مرگ چه چیزهایی را دیدی لازار من خوابیده بودم و وقتی که انسان خوابیده است نمیتواند چیزی را ببیند مادلین آیا تو در موقع مرگ نیکبخت یا بدبخت بودی لازار من نمیدانستم که نیکبختی و بدبختی چیست مادلین آیا ممکن است که انسان نداند که نیکبختی و بدبختی چیست؟ و آیا ممکن است که انسان نه شادمان، نه غمگین، نه امیدوار و نه ناامید باشد؟ لازار، آری ممکن است و اگر تو آزمایش کنی خواهی فهمید که در موقع خواب انسان نه نیکبخت و نه بدبخت، نه امیدوار و نه ناامید است. مادلین، ولی در موقع خواب هم احساس نیکبختی و بدبختی می کنم و خوابهایی می بینم که مرا شادمان یا غمگین می کند. لازار این غم و شادی در موقع خواب به خاطر خوابهایی است که می بینی و اگر خواب نبینی در خواب تو رویا وجود نداشته باشد خواهی دانست که در موقع خواب غم و شادی وجود ندارد. مادلین آیا آن شخص را ملاقات کردی؟ لازار کدام شخص را می گویی؟ مادلین آن شخص می میگویم که تو را زنده کرد لازار نه من اون را ملاقات نکردم مادلین من تصور میکردم که تو را ملاقات کرده ای لازار وقتی که او مرا زنده کرد هنوز نمرده بود و لذا من اگر مرده بودم نمیتوانستم با او صحبت کنم مادلین آیا امروز وحشت داری که دوباره به آنجا برگردی؟ لازار نه هیچ وحشت ندارم زیرا هنگامی که در آنجا بودم نمیدانستم که در آنجا هستم مادلین عجب از این قرار تو نمیدانستی که مرده ای؟ لازار نه من هیچ نمیدانستم که مردم مادلین بنابراین خیال می کردی که زنده هستی؟ لازار چنین خیالی نمی کردم و همینقدر میدانستم که هستم مادلین من شنیدم وقتی که انسان فوت کرد خداوند را میبیند آیا این حقیقت دارد لازار آری این گفته حقیقت دارد ولی باید این توضیح را هم بدان افزود که انسان همه وقت خداوند را میبیند مادلین لیکن من خداوند را نمیبینم لازار تو اشتباه میکنی و همواره خداوند را میبینی مادلین پس چرا چشمهای من خداوند را نمیبیند لازار تو به قدری ناتوان است که حتی خودش را هم نمیتواند ببیند و با این وضع همواره خداوند را مشاهده میکند. مانتاو چون تو کوتاه نظر هستی وقتی که خداوند را میبینی نمیتوانی بفهمی که او خداست. مادلین من از تو خیلی میترسم. لازار برای چه از من وحشت داری؟ مادلین برای اینکه تو مرده بودی. لازار تو هم مثل من خواهی مرد و دیگران هم مثل تو خواهند مرد مادلین حالا که من زنده هستم تکلیف من چیست لازار تکلیف تو این است که انتظار بکشی مادلین انتظار چه چیزی را بکشم لازار انتظار مرگ را مادلین من نمیخواهم انتظار مرگ را بکشم من جوان هستم من در زندگی امیدها دارم من میخواهم سعادتمند بشوم لازار آیا این برک سبز و با تراوت درختان را میبینی؟ آنها چه بخواهند و چه نخواهند انتظار خزان را کشند و تا هم چه بخواهی و چه نخواهی در انتظار مرگ هستی؟ در این موقع مادلین فریاد زنان از لازار دور می شود و می گوید که من دیگر نمی خواهم تو را ببینم. لازار تبسم کنان دور می شود و به زبان حال بر افکری فکری و نادانی مادلین افسوس می خورد. فصل دوم یادداشتها. وقتی که زن زانیه را به حضور حضرت مسیح علیه السلام آوردند حضرت فرمودند که در بین شما هر کس که گناهکار نیست سنگ اول را به طرف این زن پرتاب نماید ولی در عین حال که این فرمایش را می با انگشت خود هم چیزی روی زمین می نوشتند. لیکن انجیل راجب به آنچه روی زمین نوشته شده چیزی نمیگوید و فقط آنچه را که حضرت مسیح بیان کردهاند نقل می کنند. در صورتی که برای ما خیلی اهمیت دارد که بدانیم حضرت مسیح در آن موقع روی زمین چه نوشته بودند. و طبعا این سوال به ذهن می رسد که چرا هنگام نوشتن انجیل از ذکر آنچه به دست حضرت مسیح روی زمین نوشته شد خودداری کردند؟ سرنوشت ثابت و دائمی انسان مرگ است و آنهایی که زنده هستند فقط به قدر یک لحظه از جاده مستقیم و طولانی منحرف شدند و به زودی دوباره وارد آن جاده یعنی جاده مرگ خواهند شد. حال که ما نمیدانیم چطور به دنیا آمده ایم در صورتی که داره عقل و شعور هم هستیم چگونه انتظار دارید که بدانیم چگونه از این جهان می رویم در صورتی که بعد از مرگ عقل و شعور خود را نیز از دست می دهیم. در آغاز زندگی ما نادانی مطلق و در پایان زندگی ما نیز نادانی مطلق وجود دارد و ما از مبدع و از مقصد خود خبری نداریم. ممکن است بپرسیم که با توجه به این نکته اکنون تکلیف ما چیست؟ به عقیده من تکلیف ما اکنونین است که اگر چیزی نمیدانیم اقلا خرافات و موهومات را دور بیاندازیم و اگر نادان هستیم اقلا خراف پرست نباشیم. وقتی که به گفتارها و کتب بعضی از خردمندان مراجعه می کنیم می بینیم که همگی اقنی را مورد ملامت قرار دادند و همگی می گویند که اغنیا ها دوچار عذاب آخرت خواهند شد و وقتی که به علت مغزوبیت آنها توجه می نماییم معلوم می شود که گناه اقنی این است که فقرا وجود داشتند و اغنیا به آنها توجه ننمودند و از اموال خود به آنها ندادند ولی اگر فقرا وجود نمی داشتند در آن صورت اغنیا گناهکار نبودند و دچار عذاب اخروی نمی شدند. پس معلوم می شود که داشتن ثروت به خودی خود گناه نیست اما داشتن ثروت با وجود فقرا گناه است. و اگر ثروتمندی فقیر شد تکلیفش چه خواهد بود و آیا باز هم دچار مجازات خواهد گردید یا نه؟ طبعا این شخص برای دوره ثروت خود باید کیفر ببیند و برای دوره فقر خود باید پاداش نیکو دریافت کند مگر اینکه کیفر و پاداش را در دو کفه ترازو بگذارند و با هم برابر گردد و در آن صورت آن مرد نه کیفر و نه پاداش خواهد دید یک ذره بیمقدار، یک نطفه که یک فیل و کرگدن یا یکی از جانوران مخوف از بار ما قبل تاریخی را به وجود می آورد، از حیث بزرگی و کوچکی و حتی از حیث شکل ظاهری، هیچ فرقی با یک نطفه موش و یا خرگوش ندارد. این موضوع به نظر من و شما خیلی ساده و بدیهی جلوه می کند در صورتی که یکی از عظیم ترین اسرار جهان است. 100 سال یا 200 سال پیش ما نمی توانستیم بفهمیم که یک ذره کوچک چگونه یک جهان بزرگ را به وجود می آورد ولی امروز خوب می فهمیم که چرا آن ذره کوچک قدرت ایجاد یک جهان بزرگ را دارد برای اینکه خود او یک جهان است در نتیجه تمام این جهان با یکصد هزار میلیون کهکشان خود که هر کهکشانی میلیون ها خورشید دارد شاید بیشتر از یک ذره و یک نطفه نیست و ما هم که در این ذره و نطفه زندگی می کنیم از حیث کوچکی و حقارت فرقی با ذرات داخلی یک نطفه نداریم. به عبارت دیگر تمام این جهان با عظمت درون یک ذره جای گرفته و یک ذره تمام این جهان است. این است راز عظیم و مخوف دنیا که هیچ مغزی نمیتواند چند و چون آن را به قوه وهم و پندار مجسم نماید ملت آلمان ملت عجیبی است چون این ملت از روزی که متولد می شود خود را اسیر نظامات و مقررات سخت می نماید که چندان با نظامات بردگی و غلامی فرق ندارد و در تمام دوره زندگی این مقررات بردگی و غلامی درباره او حکم و بالاخره هم در میدان جنگ کورکورانه و به فرمان ارباب خود جا می سپارد. ولی این ملت که در تمام عمر برده و غلام بودند همواره آرزو دارند فرمانروای جهان باشند. بر حسب تجربیات و مطالعاتی که من در بسیاری از تیمارستان ها کردم در تیمارستان تنها کسی که در نظر دیوانه ها دیوانه است همان مدیر تیمارستان است و تمام دیوانه ها در هر تیمارستان خود را عاقل و مدیر آنجا را دیوانه می دانند. ما هم نسبت به دنیا همین حال را داریم و در حالی که خود دیوانه هستیم خیال می کنیم که ما همگی عاقلیم و دنیا دیوانه می باشد که این مقررات و نظامات عجیب را وزن نموده است. در این دنیا سعادت وجود ندارد و یگان سعادتی که ممکن است نصیب ما شود و در عین حال دائمی باشد آن است که ما خود را مثل یک قطره آب در بین آبهای دریا بدانیم. بدین معنی همانطوری که یک قطره آب به طور مثال خوشوقت است که جزء آبهای دریا می باشد ما نیز باید خوشوقت باشیم که بالاخره جزء این جهان هستیم و هر واقع و حادثه ای که برای ما پیش بیاید باز جزء جهان می باشیم جهان نمی تواند ما را از خود براند چون به هر کجا که بیاندازد باز همانجا جهان است اگر ما توانستیم که مغز خود را این طور تربیت کنیم، آن وقت ممکن است که احساس آرامش و سعادت همیشگی نموقتی بنماییم. اما لازمه این گونه تربیت مغز این است که ابتدا خود را از شر این معده کثیف که ما را مبدل به ماشین زبال سازی کرده نجات بدهیم. نیکبختی در زندگی نوع بشر به منزله نظریه و سلیقه است و به خودی خود وجود خارجی ندارد. همونطوری که سلیقه من و شما با هم متفاوت است شما فلان غذا رو دوست دارید و من دوست ندارم شما در فلان موقع احساس نیکبختی می کنید و من در همان وقت احساس بدبختی می کنم ولی حتی همین نیکبختی که مربوط به سلیقه و نظریه فردی می باشد موقتی است و ده سال بعد شما که در آن حال احساس سعادت می کردید ممکن است اینک احساس ملامت و کسالت کنید احساسات ما بر دو گونه است یکی حواس ظاهری یا حواس پنجگانه و دوم حواس باطنی که ظاهرا غیر از حواس ظاهری است اما عملا هر دو یکی است برای اینکه هر دو از یک سرچشمه بیرون میآید که همانا ماده می باشد ما با حواس باطنی چیزهایی را استنباط می کنیم که با حواس ظاهری نمی توانیم استنباط نماییم و همه کس در زندگی خود حتی یک مرتبه هم که شده توانسته به طرزی مقروم و اعجاز وقوع فلان واقع را پیش بینی نماید در صورتی که هیچ قرینه و دلیلی وجود نداشته که او بتواند بدان وسیله فلان واقعه را پیش بینی کند آیا روزی خواهد رسید که ما بتوانیم به وسیله حواس باطنی صدای تنفس برگ درختی را که به خواب می رود و صدای ناله سنگی را که در سرمای زمستان در نیمه شب سردش شده است بشنویم؟ این احتمال نیز مثل احتمالات دیگر گرچه بعید است اما غیر ممکن نیست. همکدون در هندوستان مرشدینی هستند که مریدان خود را طوری تربیت می که بتوانند در احساسات گیاهان شریک شوند. یکی از دوستان من که دانشمند و جهانگرد است به چشم خود در یکی از جزایر هند هلند امروز این جزایر به نام کشور اندونزی خوانده می شود. مشاهده کرده که مردم بدون اینکه تعالیم مرشدین هندوستان را یافته باشند در زندگی و احساسات گیاهان شرکت می کنند. دوست دانشمند من میگوید که در آن نقاط رست چنین است که کودکی را از زمان آغاز تولد در کنار یک درخت جوان قرار می دهند و او را به وسیله ریسمان به آن درخت می بندند. اما نه به طوری که مانع از روش استخوان‌ها و عضلات بدن او بشود. این کودک وقتی که بزرگتر شد و توانست غذا بخورد در همانجا یعنی در کنار درخت زندگی می کند و همواره درخت را در آغوش گرفته است. سالها میگذرد و آن کودک مبتلا به یک مرد جوان می شود. ولی همواره کنار درخت زیست می کند و تمام مواقع بیداری درخت را در آغوش گرفته و هنگام خواب هم در کنار درخت می خوابد. این مرد جوان که از کودکی با درخت بزرگ شده در نظر سکنه محلی دارای جنبه تقدس می شود و مردم هر روز به نوبت غذای او را میآورند و در مواقع مخصوص برای او و درخت قربانی می کند. دوست دانشمند من میگوید که این مرد مقدس که با درخت روش کرده چنان در احساسات گیاهی آن درخت شریک می شود که می تواند به وسیله درخت به تمام تغییرات جوی پی ببرد. مثلا از زبان درخت میگوید که امسال سالی خواهد شد و یا پنج روز دیگر طوفان عظیمی به وجود خواهد آمد و غیره و این پیش بینی ها برای سکنه محلی بسیار دارای ارزش است و از خسارات بزرگ و غیرقابل جبران جلوگیری می کند. به طوری که دوست دانشمند من می گفت رابطه این مرد مقدس با درخت طوری زیاد می شود و این دو موجود حیوانی و گیایی طوری با هم معنوس می شوند که هرگاه درخت خوش شود و یا بر اثر طوفان سرنگون گردد حتما آن مرد مقدس خواهد مرد و بعد از محو شدن درخت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر ما معنای کلمه مرگ را که اورفن فاسد شدن و از بین رفتن است تغییر بدهیم و آن را مبدل به کمال و یا شکفتن و یا معنی زیبای دیگری نماییم وحشت ما از مرگ از بین خواهد رفت. فکر بعضی از قبایل که هنگام مرگ اموات را با شادی به خاک می سپارند نیرومندتر از ما می باشد. زیرا آنها برخلاف ما اینقدر عقل دارند که در برابر یک واقعی غیرقابل اجتناب اقلا اظهار بیتابی نکنند آیا برای شما اتفاق افتاده است که یکی از دوستان دوره کودکی خود را بعد از 20 سال و یا سی سال و هنگامی که مرد بزرگی شده است ملاقات کنید؟ و آیا احساس کرده اید که از مشاهده او چقدر حیرت می و چگونه از ملاقات او معذب می شوید؟ آیا متوجه شده ای که هر چه سعی می کنید احساسات فراموش شده را به خاطر بیاورید اصلا به خاطر شما نمی آید و آن مرد طوری در نظر شما غریب و بیگانه جلوه می کند که گویی از دنیای دیگری غیر از دنیای بشری است. درختی که در خانه شماست و سنگی که مقابل خانه شما بر زمین نصب شده خیلی زیادتر از آن دوست فراموش شده مورد علاقه و توجه شما می باشد و در این صورت چرا شاکی هستید که مرگ دوستان را از یکدیگر جدا می کند؟ ما که در دوره زندگی بر اثر مرور زمان نسبت به هم این چنین هستیم نباید از مرگ شاکی باشیم که چرا دوستان را از یکدیگر جدا می کند؟ هر قدر که عمر من زیادتر می شود بیشتر می فهمم که خداوند یکی است و محال است که دوتا باشد. منظور از خداوند عبارت از آن قوه یا قانون یا مبدع یا مرکز عظیم و مرموزی است که این جهان را به وجود آورده و آن را اداره می کند. خداوند اگر دوتا می شد لازمش این بود که یکی از این دو را دیگری بیافریند. در این صورت خدای حقیقی باز هم خدای واحد اول بود. و هرگاه این دو را دیگری می آفرید باز خدای اصلی همان خدای واحد نخستی می شد که آن دو را آفرید است. یگانه بودن خداوند به قدری مسلم است که حتی می توان گفت که خداوند با عظمت هر کاری می تواند بکند جز اینکه یکی نباشد. فراموش نشود که جمله هر کاری می تواند بکند نیز یکی از اصطلاحات ماست و برای خداوند با عظمت معنی ندارد همانطور که کلمات خوشی، اندو، نیکبختی، امیدواری و نامیدی نیست از اصطلاحات این زندگی کوچک و محدود ماست و برای خداوند جهان فاقد معنی می باشد. در کهکشان موسوم به مجولان خورشیدی وجود دارد که منجمین آن را به نام دورادوس میخوانند و روشنایی این خورشید 316 هزار مرتبه زیادتر از روشنایی خورشید ماست. بنابراین زمینی که اطراف آن خورشید گردش می کند هزار مرتبه بیش از زمین ما از خورشید مزبور کسب روشنایی می نماید. چشم ما چون هر آن روشنایی را ندیده لذا نمی تواند بفهمد که روشنایی مزبور چه رنگ دارد و چه شکل است. و همینقدر از روی قیاس می توانیم بگوییم که درخشانترین ترین روزهای آفتابی ما در قبال روزهای آن زمین حکم شبی را دارد که فقط زمین به وسیله روشنایی ستارگان روشن می شود. و در آن زمین نورانی اگر انسان زندگی کند به احتمال قوی طرز فکر او خیلی با ما فرق دارد. من و شما مشترکن چهار نفر دوست داریم. شما جو زیبایی ها و صفات نیکو و مزایای قابل تحسین این چهار نفر را نمی بینید و من جز زشتی ها و صفات نکوهیده و رضایل آنها را نمی بینم. شما چون آنها را قابل دوست داشتن می دانید با آنها گرم می گیرید و از آنها استفاده های مادی یا معنوی می کنید و من چون از آنها متنفرم آنان را با خود دشمن می کنم و آسیب های مادی یا معنوی آنها به من می رسد. در این دو مورد فقط یک سلیقه، یک نظریه، یک سنخ قضاوت سبب شده که شما نیکبخت باشید و من بدبخت باشم. اگر مایل باشید می توانید راجع به این دو قضاوت یک کتاب قطور با تمام مصائب و فجایع آن بنویسید و زندگی واقعی و روزانه ما هم غالبا تابع همین قضاوت های یک طرفه و فردی است. سلامتی عبارت از اتاق انتظاری است که ما در آن نشسته ایم و منتظر ناخوشی هستیم و زندگی عبارت از اتاق انتظاری است که ما در آن نشسته ایم و منتظر مرگ می باشیم این که میگویند سلامتی مزاج خود را غنیمت شمار حرف متین و درستی است چون دوره خوشی ما همین مدت کوتاهی است که در اتاق انتظار نشسته ایم حضرت آدم به وسیله خداوند تبارک و تعالی آفریده شده و صانع او مستقیما ذات پاک خداوند بود و کسی بین خداوند و حضرت آدم وجود نداشت که بگوییم خداوند به وسیله آن شخص سالس حضرت آدم را آفریده است در این صورت برای چه حضرت آدم که مستقیما از دست خداوند بیرون آمد ندانست کیست و چه باید بکند؟ زیرا اگر خود را میشناخت و معرفت داشت هرگز از آن میوه درخت ممنوع نمیخورد که او را از بهشت بیرون کنند حضرت آدم با اینکه بدون واسطه و مستقیما صدای خداوند تبارک و تعالی را میشنید ولی نتوانست معرفتی پیدا کند و در نادانی این جهان را بدرود گفت در این صورت ما چگونه میتوانیم دارای معرفت و کمال بشویم وقتی که من بمیرم همه چیز را خواهم دانست و به تمام اسرار پی خواهم برد اما بعد از اینکه همه چیز را دانستم و به تمام اسرار پی بردم نخواهم دانست که این منم که همه چیز را میدانم و حتی نخواهم دانست که این فلان یا بهمان است که همه چیز را میداند این است یکی دیگر از عجایب زندگی ما در این جهان من زمانی فکر می کردم که اگر کشوری یا جزیره وجود داشته باشد که در آن یک عده از افراد با تقوا و نیکوکار مثل حضرت مسیح زندگی کنند و هیچ آدم شروری بین آنها نباشد در آن صورت وضع زندگی آن جامعه چگونه خواهد بود ولی هرچه فکر کردم که وضع زندگی آن جامعه را در نظر مجسم کنم و بدانم که افراد آن جامعه صبح که از خواب برمیخیزند چه می کنند و در روابط و معامله با یکدیگر چه رفتاری دارند و وضع زن و شوهری و پدری و فرزندی و رفاقت آنها چگونه است فکرم به جایی نرسید. برای اینکه حسد و دروغگویی و نخوت و خودخواهی جاه و حرص و شهوت پرستی طوری جز لایم فک زندگی ما شده که ما هرچه فکر می کنیم که یک جامعه مرکب از فرشتگان یا هواریون یا پیغمبران پاک آسمانی چگونه زندگی می کنند عقل ما به جایی نمی رسد. کسانی هستند که میگویند بعد از مرگ ما محف می شویم و وارد عرصه عدم می گردیم. ولی من عقیده دارم که اگر ما بتوانیم بعد از مرگ وارد عرصه عدم شویم به همین دلیل است که ما بدان ورود کرده ایم. دیگر آن عرصه پهنه عدم یا نیستی نخواهد بود بلکه عرصه هستی است. فقط دخول ما در آن عرصه کافی است که ثابت نماید که ما وارد عرصه هستی شده ایم و نه نیستی. چون محال است که ما بتوانیم وارد چیزی بشویم که نباشد و وجود نداشته باشد و همین که وارد آن شدیم به ثبوت میرسد که آن هستی است اشکال در اینجاست که ما نمیتوانیم بدون کلمات فکر کنیم و هنگامی که میخواهیم بدون کلمات فکر کنیم فکر ما روی چیزی بند نمیشود و هیچ چیز به خاطر ما نمیآید فقط وقتی افکار ما روی چیزی بند می شود و قلاب فکر به چیزی گیر می کند که ما آن را به صورت کلمات در می آوریم وگرنه مثل دونکی شد که به جنگ پهلوانان خیالی رفت ما هرچه سعی می کنیم که فکر ما به چیزی برسد می بینیم که آجز از تصور و توهم هستیم این موضوع نشان می دهد که فکر ما محدود است و از حدود معینی که همانا کلمات بشری تجاوز نمی نماید. این موضوع آشکار می کند که ما محکوم هستیم که در دیوار کلمات محبوس باشیم و هرگز نتوانیم چیزهایی را ادراک کنیم که غیر از کلمات بشری باشد. اگر روزی برسد که ما برای فکر کردن و چیزی را به خاطر آوردن محتاج کلمات نباشیم، افق نامحدودی مقابل ما باز خواهد شد و خواهیم توانست که به بسیاری از اسرار پی ببریم. در واقع از آن روز به بعد فکر ما بال در خواهد آورد و در فضاهایی که امروز حتی تصور آن را نمی کنیم به جولان در خواهد آمد. باید بدانیم یکی از عجیبترین و بزرگترین اسرار دنیا به وجود آمدن جهان است. اگر دنیا به وجود می آید ناچار می بایست که از چیزی به وجود بیاید که قبل از اون وجود نداشت. اما برای اینکه چیزی از عدم به وجود بیاید ناچار باید عدم وجود داشته باشد ما اول باید قائل شویم که هیچ یا عدم وجود داشت تا بعد بگوییم که جهان از آن به وجود آمد و همین که هیچ وجود داشت دیگر عدم نیست بلکه هستی است برای اینکه خود ما میگوییم که هیچ وجود داشته و بوده است این است که اگر ما بگوییم که دنیا از هیچ یا نیستی به وجود آمد جز اینکه یک درجه سوال خود را عقب تر ببریم کاری نکرده ایم. چون ناچاریم اعتراف کنیم که نیستی وجود داشته و بنابراین این هستی بوده است. اگر روزی آمد که سوسک و قورباغه توانستند که معانی لطیف نمایشنامه های شکسپیر را بفهمند برای ما هم ممکن است که به وجود آمدن دنیا قابل فهم باشد. و شاید در آن روز هم مغز ما نتواند بفهمد که جهان چگونه به وجود آمد. شیطان که میگویند فرشته بوده آیا هنگامی که میخواهد در من وسوسه کند آیا میداند که وسوسه او موثر خواهد شد یا نه اگر نداند که وسوسه او موثر خواهد شد در آن صورت او نیز مثل من که از حوادث آینده بیخبر هستم نادان است و هرگاه بداند که وسوسی او موثر خواهد شد در آن صورت از این کار چه لذتی میبرد و چه فایده ای برای او دارد من وقتی بدانم که به طور حتم فردا سود هنگفتی خواهم برد آن سود برای من بی لذت است و فقط هنگامی لذت میبرم که به دست آمدن آن فایده غیر منتظره باشد ولی در این مورد ما باز هم به هر چیز از دریچه فکر خود نگاه می کنیم و همه را بر طبق سلیقه و فکر خود می سنجیم. در صورتی که ممکن است فکر و سلیقه دیگران با ما خیلی فرق داشته باشد. جنگجویانی که به میدان جنگ می روند می گویند که ما می رویم تا بمیریم. ولی ما که در خانه خود نشسته ایم نیز کار دیگری نداریم و ما نیز روز را به شب و شب را به روز می رسانیم که بمیریم و هر ثانیه که از عمر ما می گذارد به منزله قدم بزرگی است که ما در راه وصول به مرگ بر می داریم. می گویند که خوشبختی در وجود ماست و نباید آن را در خارج جستجو کرد. این گفته درست است و کسانی هستند که اطراف کره خاک را در جستجوی نیکبختی می گردند و آن را به دست نمی آورند. نه ثروت و نه فرمان روایی شاید هیچ یک نمی ما را نیک بخت کند و کسانی هستند که حتی از سلامتی بدن و عشق نیز سعادتمند نمی شوند. ولی برعکس کسانی هستند که با یک لقمه خالی و شاید با وجود کسالت مزاج خود را سعادتمند می دانند زیرا سعادت در وجود آنها می باشد مرگ اگر زندگی جاویدان و عین هستی نباشد ناچار عدم یا نیستی است و عدم یا نیستی ممکن است که وجود داشته باشد و همین که هیچ و عدم وجود داشت همان هستی و زندگی جاویدان است و لذا مرگ جز زندگی جاویدان چیز دیگری نیست. آیا شما چند نفر دوست دارید؟ اگر ده نفر دوست داشته باشید، ناچار هستید که با هر یک به یک نوع رفتار کنید. با یکی میگوید و میخندید، با دیگری متین و معدب میباشید و با سومی طوری رفتار میکنید که نه بیعتنائی و نه سمیمیت کامل باشد. و خلاصه به هر یک از آنها که می رسید باید خود را به یک شکل نشان بدهید به طوری که قیافه واقعی شما همواره از نظر تمام دوستان پنهان است. این هم یکی از مشکلات زندگی ما می باشد که ما هرگز نباید دیگران را بشناسیم و آنها نیز نباید ما را همانطور که هستیم بشناسند. سگ ها و ها نسبت به ما این مزیت را دارند که وقتی به هم می رسند فورا یکدیگر را می شناسند. چون به هم دروغ بگویند و احساسات یا دشمنی خود را پنهان کنند. من با گفته مولوی صاحب کتاب مصنوی موافقم که میگوید جستجو کردن خداوند برای شناخت او یک نوع از نیروی جاذبه است. این همان گفته ای است که پیروان مذهب ودا هزاران سال قبل از این در هندوستان گفتند. همانطوری که ذرات جهان با نیروی جاذبه به یکدیگر پیوسته ما نیز به وسیله نوعی از نیروی جاذبه که جنبه فکری و معنوی دارد به طرف خداوند جذب می شبیم. و به همین جهت در جستجوی او هستیم و می خواهیم که او را بشناسیم نیروی جاذبه در تمام ذرات وجود ما هست و ما آن را نمی بینیم و احساس نمی کنیم بر همین قیاس خداوند در همه جا هست ولی ما او را نمی بینیم اگر شخصی از آغاز طفولیت تا وصول به دوره کهولت مرگ را ندیده باشد و به او نگفته باشند که انسان می میرد، آیا فکر مرگ برای او پیدا می شود؟ هنوز در خصوص آزمایش نشده اما من تصور می کنم که این شخص به کلی از مرگ بیخبر خواهد بود و فکر مرگ اصلا به ذهن او خطور نخواهد نمود. و حتی در آخرین لحظات حیات هم که در حالت نزع است نخواهد دانست که فوت خواهد شد وقتی که یک نفر فوت می کند ما خیال می کنیم که یکی بر اموات اضافه شد و یکی از افراد زنده کسر گردید در صورتی که تغییری در دنیا حاصل نمی شود و حتی به اندازه این که شما محل دو بشقاب را روی میز خود تغییر بدهید برای دنیا تغییری حاصل نخواهد شد. بنابراین فقط ما هستیم که تصور می کنیم تحول بزرگی به وجود آمده است ولی حتی ما بعد از چند سال این تحول بزرگ را فراموش می کنیم همانطور که دیگران مرگ ما را فراموش خواهند کرد. آیا همین موضوع که مرگ فراموش می شود دلیل بر این نیست که این واقع بدون اهمیت و پیش پا افتاده می باشد؟ یکی از نویسندگان معاصر که میخواهد خداوند را تعریف کند میگوید که خداوند عبارت از حرکت دائمی است زیرا حرکت بزرگترین و در عین حال یگانه مظهر حیات تمام موجودات است که در همه جا دیده می شود. قسمت اخیر گفته این مرد درست می باشد. زیرا حرکت در همه جا دیده می شود و تمام تغییراتی که به نظر ما می رسد با حرکت تا ام می باشد. جوانه درختی که رشد می کند حرکت دارد و تغییراتی که ما هر روز در او رو می بینیم ناشی از حرکت است. حرکت کهکشان ها در اطراف محور خود و حرکت خورشید ها در اطراف کهکشان ها نیز حرکت است. وقتی دنیا منفجر می شود باز حرکتی وقوع یافته و هنگامی که دو رنگ زرد و سبز را با هم مخلوط می کنیم که رنگ جدیدی به وجود آوریم باز هم حرکتی صورت می گیرد. خلاصه از آغاز تا پایان جهان به هر طرف که نظر بیاندازیم هر تغییری که به نظر می رسد تو هم با حرکت است. اما نکته در اینجاست که اگر به قول این شخص خداوند حرکت دائمی جهان باشد در آن صورت خود قادر به حرکت نخواهد بود چون خداوند جهان را با ذرات هستی و موجودیت خود پر کرده و نمیتواند حرکت کند زیرا محلی برای حرکت ندارد و در هر نقطه که بخواهد حرکت کند همان نقطه را با وجود هستی خود پر کرده است بنابراین همونطوری که یک مجسمه در قالب خود نمیتواند حرکت کند و یا اگر وجود ما را در قالب بگیرند در آن قادر به حرکت نیستیم ذات هستی هم که قالب جهان را پر کرده در آن قادر به حرکت نیست لیکن در جای دیگر گفتیم که تمام این افکار که ما درباره خداوند می کنیم چون مربوط به ما و ناشی از مغز کوچک و محدود ما می باشد الزامن ناقص است. در عین حال نمیتوان منکر شد که حرکت یکی از مظاهر هستی و ذات پاک خداوند است. همانطوری که قوه جاذبه و روشنایی نیز از مظاهر هستی میباشد. اگر روزی ما بتوانیم ثابت کنیم که در جهان جز حرکت چیز دیگری وجود ندارد، آن وقت میتوانیم بگوییم که حرکت همان ذات هستی است. و تازه در این روز هم این حقیقت برای ما معنی دارد و برای موجوداتی که واقف از حرکت نیستند بدون معنی است. آنچه در دنیا اتفاق می افتد، از روز ازل توسط خداوند پیش بینی شده و حتما باید اتفاق بی افتد. برای اینکه خداوند نقشه و رأی خود را تغییر نمی دهد. اگر خداوند تمام حوادث را پیش بینی نمی کرد در آن صورت خدا نبود و وجود ناتوانی مثل من و شما می شود. اگر خداوند در وسط کار نقشه و رأی خود را تغییر بدهد باز ناشی از نادانی و عدم مالندیشی خداوند خواهد بود. در صورتی که خداوند دانا و توانای مطلق است. اگر در تمام دوره بیپایان زندگی جهان خداوند فقط یک مرتبه نقشه و رأی خود را تغییر میداد و یک مرتبه اشتباه می کرد دیگر خداوند نبود و این جهان هم وجود نمی داشت و ما هم نبودیم که این بحث را مطرح کنیم من رفته بودم من میروم و من خواهم رفت زمان گذشته، زمان حال، زمان آینده فقط چیزهایی است که برای ما معنی دارد و برای خداوند بدون معنی است. در این زندگی کوچک زمینی خودمان، اگر حرکت زمین را در اطراف خود و اطراف خورشید متوقف کنید و فصول سال تغییر نکند و حرکت قلب و خون را متوقف نمایید، خواهید دید که گذشته و زمان و حال ابدی است. اگر یک بازپرس که از بد به تولد من تا امروز قدم به قدم با من بوده و از تمام افکار و اعمال من کاملا مطیع است مرا استنتاق کند من هیچ از او وحشت نخواهم داشت زیرا یقین دارم که او اعمال نیک و بدم را هر دو را دیده و لذا درباره من به عدالت رفتار خواهد کرد در این صورت چرا از خداوند بزرگ که میدانم از همه چیز من مطلع است وحشت داشته باشم با توجه به اینکه میدانم خداوند میلیون مرتبه داناتر و مطلعتر از یک بازپرس می باشد. آیا مرده ها چه وقت زنده می شوند؟ من تصور می کنم وقتی ما درباره مردگان صحبت می کنیم آنها زنده می گردند. هومر در حماسه خود می گوید که این پهلوانان مرده بودند و من آنها را زنده کردم. این گفته به نسبت زیاد صحیح می باشد. زیرا چه بسا اشخاص زنده که چون هیچ کس از آنها یاد نمی کند در حال حیات مرده هستند. اگر خداوند نبود دنیا چه شکلی می داشت؟ در صورت نبودن خداوند دنیا هیچ شکلی نمی داشت برای اینکه اصلا موجود نبود و ما هم نبودیم که این سوال را بکنیم. اما اگر خداوند نمی بود نبودن و عدم بلا فاصله جای هستی را می گرفت و جهان را به وجود می آورد. موضوع را به هر شکل و از هر طرف مورد مطالعه قرار بدهید ناشار باید اعتراف کرد که هستی و وجود همباره هست. کشیش که رؤسای مذهبی دین مسیح هستند وظیفه بزرگ و دقیقی دارند و آن جواب دادن به سوال و ایراد های است زیرا اگر آنها نتوانند به یک سوال پاسخ بدهند عقیده مؤمنین متزلزل خواهد شد اگر بالای برجی بروید و یک سنگ را پایین بیندازید میگویید که سنگ سقوط کرد زیرا مشاهده می که پایین افتاد اما اگر این برج در جایی ساخته شده بود که فیلم کره زمین نمی توانست جلوی سقوط آن را بگیرد در آن صورت سنگ مزبور به حرکت خود ادامه میداد و یک دایره از این را طی کرد و بعد از یک سال و یا یک میلیون سال و یا یک میلیارد سال به جای اول که بالای برج باشد مراجعت می کرد. و اگر به جای اول مراجعت نمی کرد باری به حرکت خود در این جهان بی پایان ادامه می داد و آن هم مثل میلیون ها ستاره در اطراف چیزی گردش می کرد. آنچه در نظر ما به شکل سقوط جلوه می کند عبارت از حرکت اجسام یا ستارگان در فضای بی پایان است. در جهانی که بالا و پایین راست و چپ و جلو و عقب وجود ندارد سقوط بیمنی است. به طور قطع این سنگ و درخت و کوه و رودخانه غیر از این است که ما مشاهده می کنیم. یعنی ما شکل حقیقی سنگ و درخت را نمی بینیم بلکه شکل آن را به طرزی که چشم ما نشان می دهد مشاهده می کنیم. به همین جهت این جهان در نظر سکا و گربه ها به احتمال و در نظر زنبوران اصل و مورچه ها و موریانه ها و حشرات دیگر به طور حتب به طور دیگر جلوه می کرد. و باز به همین جهت با وجود تمام دخالت هایی که ما در زندگی زنبوران اصل می کنیم آنها ما را نمی بینند و اگر ببینند خیال می کنند که ما سنگ ها و درخت هستیم. فقط در یک موقع که می دست رنج آنها اصل آنها را به یغما ببریم ما را مشاهده می کند و در این مورد نیست ما را از لحاظ اینکه انسان هستیم مشاهده نمی نمویند. یعنی اگر یک تخت سنگ و یا تیراهن هم بخواهد دست آنها را به یغما ببرد به او حمله ور می شوند. ما در زندگی زنبوران اصل مثل جنها و پریها در زندگی خودمان هستیم که آنها به قول معروف همواره در زندگی ما دخالت دارند بدون اینکه ما آنها را ببینیم. در مدرسه ابتدایی معلم ما می گفت که اگر شما مرتکب گناه شوید خداوند شما را به عذاب همیشگی گرفتار خواهد کرد و برای اینکه توضیح دهد که عذاب همیشگی چیست می گفت یک کوه بزرگ را در نظر بگیرید که هر هزار سال یک قطره آب روی آن می افتد. و اگر روزی آن قطره های آب توانستند که آن کوه را سوراخ کنند و به پایه کوه برسند عذاب شما هم به پایان خواهد یافت لیکن ما که بچه بودیم از این توضیح متاثر نمی شدیم و اگر معلم ما می گفت که هرگاه مرتکب گناه شوید از بازی زنگ تفریح محروم می شوید، بیشتر در ما اثر می کرد. ماده هرگز از بین نمی رود و حتی هنگامی که اتم را تفکیک می و آن را مبدل به انرژی می باز ماده از بین نمی رود و مبدل به چیز دیگری می شود. در این صورت برای چه روح که شکل دیگری از ماده است از بین برود؟ آخرین مطالعات ذره شناسی یک بار دیگر ثابت می کند که خداوند یکی است و دو نیست. زیرا وقتی که ذرات تمام اجسام را از هر قبیل می شکافند و به آخرین مرحله آن که اتم باشد می رسند، مشاهده می که اتم ها مرکب از یک هسته مرکزی و مقداری الکترون است. و باز هم وقتی اتم را میشکافند مقداری برق به دست میآید و در این مرحله آخر تمام اجسام به یکدیگر شبیه هستند اینکه کلمه برق را در گیومه گذاشتیم از این جهت است که آنچه در مرحله آخر به دست میآید برق نیست بلکه چیزی است که تصور میکنند برق است و هنوز به ماهیت آن پی نبردند در هر صورت مصالح ساختمان تمام مواد دنیا در مرحله آخر یکی می شود و انگار تمام این جهان را از یک چیز ساختند. ولی این چیز استعداد عجیبی دارد که به هزارها شکل درآید و هزار موجود مختلف را تشکیل بدهد. و نیز استعداد شگرفی دارد که صدها بلکه هزارها قانون به وجود بیاورد و این قوانین برای حفظ انتظام دنیا طوری با آن شیطان عمل است که نمیتوان قوانین را از او جدا کرد و نمیتوان دانست که قانون از کجا و خود آن شی از کجا شروع می شود. امروز ما تقریبا به طرزی محسوس استنباط می کنیم که آن کسی که این جهان را به وجود آورده یکیست و دوتا نمی باشد. زیرا همه چیز جهان از مواد گرفته تا قوانین از یک چیز به وجود می آید که هنوز ندانسته ایم چیست شما اگر یک نفر مادی باشید یعنی اصلا به خدا عقیده نداشته باشید طبعا معتقد به ماده هستید و میگویید که همه چیز را ماده به وجود آورده است در این صورت چرا برای این ماده قائل به هوش و ذکاوت نیستید در صورتی که آخرین تحقیقات علمی ثابت کرده که ماده دارای قواعد و قوانین خاصی است وقتی که ماده در همه جا بود و همه چیز را به وجود آورد ناچار با او هوش و ذکاوت یا قانونی است که همه چیز را به وجود می آورد که همان خداست اگر ما همانطور که از وقایع گذشته مطلع هستیم از حوادث آینده نیز اطلاع داشتیم در آن صورت خدا می شدیم. عجب اینکه که حافظه ای ما می تواند حوادث گذشته را به خاطر بسپارد اما قادر نیست که به حوادث آینده پی ببرد و همین که می خواهد وارد مراحل جلو بشود از کار می افتد. یک ضد و دیگر این است که چون دنیا پایان ندارد به واسطه همون بی انتهایی خود محدود و مضبوط می باشد. و چون پایان ندارد شبیه یک ظرف سرپوشیده است که هر از آن خارج می شود باز در خود دنیا می افتد. من و شما یا یک کهکشان بزرگ هرچه بکند که خود را از دنیا بیرون بیاندازد قادر نخواهد بود برای اینکه هر جا برود همانجا دنیاست هر چه فکر انسان بزرگتر و همت او عالیتر می شود باید اخلاق او پاکیزه تر گردد و بیشتر عاطفه و ترحم داشته باشد. در صورتی که برعکس هر چه فکر انسان بزرگتر می شود اخلاق او پستر می گردد و عاطفه و ترحم او رو به تقلیل می گذارد. و شاید به همین مناسبت دنیا دارای عاطفه و ترحم نیست چون فکرش از همه عالی تر است. وقتی در مجلسی شعر میخوانند و شما از آن خوشتان میآید و آن را تمجید می کنید، در واقع ذوق شعرشناسی خود را تمجید و تحسین می نمائید. وقتی که آهنگ خوبی را می نوازند و شما نوازنده را تمجید می کنید، در واقع ذوق موسیقی شناسی خود را تمجید می کنید. در همه مجلس کسانی هستند که علاقه ندارند که شاعر و نوازنده را تمجید کنند، زیرا ذوق ندارند، بنابراین نمی توانند که ذوق خود را تمجید کنند. وقتی که به گلها، درختها، رودها، کوهها نظر می و آن مناظر را تحسین می کنید، در واقع ذوق جمال پرستی و طبیعت دوستی خود را تمجید می نمایید. و الا زیبایی خود طبیعت باعث تحسین نوع بشر نمی شود، کما اینکه کسانی هستند که دیدن یک منظره زیبا هیچ اثری در آنها نمی کند. وقتی هم که عظمت جهان، طبیعت یا هر اسم دیگری که روی آن میگذارید مورد تحسین شما قرار بگیرد، در واقع عظمت فکر خود را تحسین می کنید. در بین دهها صدها، صد ها،, هزار ها، بلکه میلیون ها قوانی که بر دنیا حکومت می کند، ما فقط از یک قانون اطلاع داریم و آن هم قانون نیروی جاذبه است. بر طبق این قانون دو جسم متقابلا به نسبت جرم خود وزن خود یکدیگر را جذب می کنند و نیز به نسبت فاصله ای که بین آن دو هست یکدیگر را جذب می نمایند. بنابراین در قانون جاذبه دو عامل مؤثر است. اول جرم که من برای فهم مطلب آن را به وزن می خوانم و دوم فاصله بین دو جرم. بر طبق اثر عامل اول که وزن باشد کره زمین که خیلی سنگین تر از ماه است باید کره ماه را جذب کند اما چون فاصله بین ماه و کره زمین زیاد است لذا کره زمین نمی تواند آن را جذب نماید در هر صورت یگانه اطلاعی که ما از قوانین بزرگ و جهان داریم همین قانون است و تازه از کیفیت همین یک قانون هم در واقع بدون اطلاع هستیم زیرا نمیدانیم چگونه به وجود می آید و از کجا آمده و به کجا می رود. بعد از تقریبا هزارها سال که بدران ما راجع به قانون جاذبه فکر کردند بالاخره توانستند به این قانون پی ببرند بدون اینکه از چند و چون مطلع باشند از زمان نیوتون کاشف این قانون تا امروز که 300 سال است تمام دانشمندان فیزیک و نجوم راجع به این قانون فکر کردند و مطالعه و محاسبه نمودند هنوز هم به درستی معلوم نشده که این قانون فقط در دنیای شمسی ما حکم فرما است و یا خارج از دنیای شمسی ما نیز حکم فرما می باشد. و بالاخره هم معلوم نشده که چگونه بر اثر این قانون ستارگان اطراف یکدیگر میگردند. می گردند. چون مثلا سوزن باید مستقیما مجذوب آهن رو شود نه اینکه اطراف آهن رو با بگردد دانشمندان برای اینکه بتوانند جوابی جهت این ایراد پیدا کنند نامی از قوه فرار یا نیروی فرار از مرکز میبرند و میگویند که ستارگان بر اثر قوه فرار از مرکز مجذوب ستارگان بزرگ نمیشوند ولی خود آنها نمیدانند که قوه فرار از مرکز چیست و آیا آن هم نیروی جاذبه نوعی از نیروی جاذبه و یا چیز دیگر می باشد. به طوری که بالاخره علم ترمودینامیک آن همه راجع به آن کتاب نوشتن و آن را یکی از علوم مسلم دنیا می دانند مثل اکثر علوم مجهول است و کسی نمی داند که ماهیت آن چیست. چیزی که نشان می دهد که مرگ یک واقعی غیرعادی و استثنایی می باشد طرز زندگی سلول ها است. برای اینکه سلول ها نمی میرند و تا وقتی که آنها را نکشند و حیات خود ادامه می دهند. اگر مقرر بود که مرگ جز و قوانین عادی طبیعت باشد می بایست که سلول ها بمیرند. در صورتی که سلول ها هرگز نمی میرند و همین که پیر شدند سلول در ظرف چند ساعت پیر می شود. از وسط نیست می گردند و مبدل به دو سلول جوان می شوند. و گاهی هم اتفاق می افتد که دو سلول پیر با هم جفت می شوند و یک سلول جوان را تشکیل می دهند. و خلاصه در زندگی سلول ها به هیچ وجه مرگ وجود ندارد و طبعا اطلاع دارید که سلول ها اساس زندگی موجودات نباتی و حیوانی است. و مثلا بدن ما که انسان هستیم از چندی صد تریلیون سلول ساخته شده است. اگر مرگ جزو قوانین و اصلی طبیعت بود می بایست که سلول ها بمیرند و حالا که هموار زنده هستند و دائما تولید مثل می کنند. و اما دوره سه ساعتی زندگی سلول که به نظر ما خیلی کوتاه می آید با توجه به کوچکی سلول بدان میماند ماند که ما هزاران سال عمر کنیم. زیرا هر قدر یک موجود جاندار کوچکتر باشد به همان نسبت زمان در نظرش طولانی جلوه می کند و سه ساعت زندگی یک سلول با توجه به کوچکی جسه و بدون اقراق هزاران سال عمر است. تمام موفقیت هایی که از آغاز تمدن بشر تا امروز در علوم نصیب ما شده به منزله خراش کوچکی است که بر سطح کره عظیمی مثل کره زمین وارد شده باشد. یعنی همانطور که با آن خراش کوچک ما از اسرار و مجهولات آن گلوله عظیم چیزی نمیفهمیم معلومات و اطلاعات ما هم هنوز نتوانسته است راجع به اسرار جهان چیزی به ما بفهماند یگان سعادت بدون قلقش ما که در آن خود را راحت میبینیم و از عواقب آن بیم نداریم و برای ما تولید کسالت نمیکند و اسباب زحمت نمیشود همان خواب است از خواب که بگذریم هر نوع لذتی باعث کسالت می شود مگر لذایز ناشی از کسب علوم و ذوق شاعرانه و موسیقی که موضوع دیگری است در این صورت برای چه از مرگ که یک خواب عمیق و طولانی و همیشگی می باشد اظهار شکایت می کنیم اگر به من اختیار می دادند که زندگی خود را تجدید کنم و دوباره به دنیا بیایم از خداوند درخواست می کردم که مرا از این کار معاف نماید زیرا من در زندگی آنقدر رنج کشیدم که دیگر حاضر نیستم به هیچ قیمت ولو با بهای سلطنت دوباره روی زمین به دنیا بیایم اگر در این جهان کسی چیزی میدانست و اطلاعی از اسرار ازل و ابد داشت حتما به تمام اسرار وقوف پیدا میکرد برای اینکه وضع دنیا طوری است که یا باید همه چیز را دانست و یا نادان مطلق بود ولی اگر کسی چیزی بداند آیا میتواند تواند دانستنی های خود را برای ما بگوید و آیا زبان او برای تکلم باز می شود؟ طبعاً باید زبان او برای تکلم باز شود زیرا کسی که چیزی میداند قطعا دارای قدرت و توانایی است و آن کس که توانایی دارد قطعا میتواند هر کار بکند و از آن جمله دانستنی های خود را به ما بگوید پس معلوم می شود که کسی چیزی نمیداند تا بتواند دانستنیهای های خود را به ما بگوید و یا اینکه گوش ما قادر به شنیدن صدای او نیست در یکی از کتاب های گذشته گفتیم که از هیچ کس شکایت نکنید که چرا شما را به وجود آورد. زیرا خود شما بودید که میخواستید به وجود بیایید و اگر شما نمیخواستید به وجود بیایید هرگز به وجود نمی آمدید. بعد از انتشار آن کتاب جمعی از خوانندگان از من توضیح خواسته بودند که معنای آن گفت چیست و چرا توضیحی راجع به آن ندادم. یکی از آنها گفته بود که شما چنان با اسمینان این حرف را میزنید که گویی خود در آغاز خلقت ناظر و شاهد پیدایش خیش بوده اید. من چقدر باید تکرار کنم که چیزی نمیدانم و چقدر باید تکرار کنم که هیچ کسی هیچ چیز نمیداند. زیرا اگر کسی چیزی میدانست اکنون دانستنی ها را به همه گفته بود و همه از اسرار جهان مطلع می شدند. بنابراین آنچه ما درباره خلقت و اسرار جهان و پایان آن میگوییم چیزهایی است که به فکر خودمان میرسد و بر طبق عقل خیش نظریه نظریههایی راجع به این مسائل ابراز میکنیم و بعد از چندی آنچه که گفته بودیم در نظرمان بدون ارزش و سست جلوه میکند آنچه من در این خصوص گفتم چیزی است که به فکر و عقل من رسیده و ادعا نمیکنم که درست گفتم اگر کسی در این جهان هست که میتواند ادعا کند که درست میگوید بیاید و بگوید تا ببینیم که آیا در ادعای خود صادق است یا نه و اما اینکه من گفتم که هیچ کس شما را مجبور نکرد که به دنیا بیایید برای این است که کسی نمیتوانست که شما را مجبور کند و اگر کسی قادر بود که شما را مجبور نماید لازمش این است که خود او مجبور باشد چون در این جهان به محض اینکه جبر و زور پیش آمد همه باید متیام باشند زیرا در این جهان استثنا نیست و محال است که استثنا وجود داشته باشد به محض اینکه شما بگویید من مجبور بودم که به دنیا بیایم من میگویم چه کسی شما را مجبور کرد شما در جواب میگویید که جهان یا طبیعت و یا هر اسم دیگری که میخواهد داشته باشد شما را مجبور نمود و من بیدرنگ میگویم چه کسی جهان یا طبیعت را مجبور کرد و شما در جواب میگویید که خداوند جهان را مجبور نمود که به وجود بیاید و من بیدرنگ میپرسم چه کسی خداوند را مجبور نمود و طبعا قائل هستید که خداوند کسی نیست که مجبور باشد و اگر مجبور میبود در آن صورت خداوند نبود و او هم موجودی مثل من و شما میشد شما میگویید که خداوند مجبور نیست و رئیس و موافق ندارد اما اجبارا خود را به وجود آورده است من میگویم که اگر خداوند اجبار را به وجود آورده برای هر منظور که میخواهد باشد در آن صورت خداوند محتاج است و حال آنکه ما میدانیم خداوند محتاج نیست و بینیاز مطلق میباشد حتی اگر اجبار را برای این به وجود آورده باشد که بخواهد چیزی به وجود بیاورد باز هم محتاج است یعنی محتاج همین است که بخواهد چیزی به وجود آورد و خداوند محتاج این است که چیزی به وسیله او به وجود آید. این من و شما هستیم که چون ناقص و محدود و معیوب می باشیم آرزو داریم و می خواهیم که کتاب یا خانه یا باغ و کارخانهی به وجود بیاوریم. فلان بازرگان یا فلان ثروتمند احتیاج ندارد که به وسیله ایجاد یک کارخانه تحصیل معاش کند اما هوس می کند و تمایلی در او پیدا می شود که چیزی به وجود بیاورد اما این هوس و تمایل ولو برای نوپرستی باشد ولو برای این باشد که دیگران از وجود این کارخانه نام بخورند باز هم ناشی از احتیاجی است که آن بازرگان دارد که چیزی به وجود بیاورد زیرا ناقص است زیرا محدود است فکر می کند که اگر چیزی به وجود بیاورد لذتی کسب خواهد کرد و رضایتی احساس خواهد نمود و به هر حال محتاج آن لذت و رضایت معنوی می باشد در صورتی خداوند به هیچ وجه و به هیچ نوع احتیاج ندارد او محتاج نیست که کسب لذت و رضایت کند احتیاج ندارد که اجبار را بیافریند که سپس فکر کند که خوشش آمده و رضایت خاطر حاصل کرده است حتی اگر برای خیر و صلاح جهان و نوع بشر نیز باشد او محتاج نیست که اجبار را بیافریند پس اجبار در جایی نیست کما اینکه مسلحت هم در جایی نمی باشد کلمات اجبار و مسلحت و سود و زیان و خیر و شر فقط برای ما و در زندگی محدود ما دارای معنی است با این وصف ممکن است که شما نظریه مرا نپسندید و بگویید که اجبار هست و خداوند من و شما را مجبور کرده که به وجود بیاییم. آن وقت من از شما میپرسم که آیا از یک ای خدای کامل و عاقل و مطلع که به طور حتم عادل نیست هست شایسته می باشد که اجبار و اجهاف را بیافریند و آیا عقل قبول می کند که یک خدای عادل و کامل و با اطلاع متوسل به زور و ظلم و اجهاف شود؟ یک چیز هست و آن این که اگر ما با آزادی کامل به وجود آمده ایم امروز چیزی به خاطر نداریم و نمیدانیم که بر طبق تمایل خود بر این جهان قدم گذاشته ایم. این موضوع حقیقت دارد و ما که چیزی از زندگی های گذشته خود به خاطر نداریم امروز خیلی مشکل است که قائل شویم که آزادانه به دنیا آمده ایم و آزادانه این همه رنج و بدبختی و ناامیدی را پذیرفته ایم. ولی چیزی به خاطر نداشتن دلالت بر این نمی کند که ما از خود اراده ای نداشتیم. برای اینکه اراده شاید یکی از مظاهر ماده نیست و روزی که ما ماده نبوده ایم داره اراده بوده ایم. به طور کلی خداوند اجبار را نیافریده برای اینکه اولا احتیاج به آفریدن اجبار نداشته و ثانیا از یک خدای عاقل و عادل و کامل شایسته نیست که اجبار را برای تحمیل اراده خود بیافریند. چه در این صورت خداوند ناقص خواهد شد و خداوند ناقص نیست چون دنیا هست ام از اینکه آن را آفریده باشند یا نه ام از اینکه به وجود آمده باشد و یا اینکه همواره وجود داشته و خواهد داشت چیزی هست که میداند چیست یعنی در این جهان قوهی فکری و خدایی هست که میداند برای چه وجود دارد و میداند چه می خواهد؟ وقتی که صحبت از نامحدود و بیپایان بودن فضا یا مکان می شود ما تا اندازه می توانیم بفهمیم که فضای بیپایان چیست؟ چون وقتی چشم فضا می دوزیم چیزی نمی بینیم و به قرینه استنباط می کنیم که هرچه در فضا جلو برویم چیزی نخواهیم دید و به مانعی برخورد نخواهیم نمود اما وقتی صحبت از نامحدود بودن زمان می شود چیزی نمی فهمیم و مغز ما نمی تواند بفهمد که زمان نامحدود چیست بیماری سرطان که ما آن را یکی از مخوفترین بیماری ها می دانیم. زیرا علت پیدایش آن معلوم نیست و نمی توان با داروی رژیم غذایی مخصوص از آن جلوگیری کرد آیا برای این به وجود نمی آید که ما را در برابر بیماری های مهیب دیگری که هنوز نمی دانیم چیست حفظ کند؟ مقصد سوری و ظاهری زندگی مرگ است اما مقصود مرگ چیست؟ به من میگوید اینها کلماتی است که هیچ واقعیت در بر ندارد و به زبان دیگر به من میگویند که اینها کلماتی است که میان توهی می باشد. بر همین قیاس تمام کلمات میان توهی است چون هیچ یک از آنها چیزی به ما نمیفهماند که اصلی و اساسی باشد. با این وصف ما ناچاریم که متوسل به همین کلمات شویم زیرا بدون این کلمات نمیتوانیم چیزی بگوییم و نمیتوانیم سوالی بکنیم و جوابی بشنویم. اگر شما روزی توانستید ثابت کنید که خداوند وجود ندارد در آن روز شما بیش از مواقع دیگر خداشناس خواهید بود این گفته در نگاه نخست بیمنی جلوه می کند ولی حقیقت همین است که گفته شد چون اگر روزی مغز شما به آن درجه از توانایی برسد و قوای حیاتی شما آنقدر بینیاز و توانا باشد که بتوانید ثابت کنید که خداوند وجود ندارد در آن صورت بهتر از هر موقع خداوند را شناخته اید زیرا خود شما خداوند خواهید بود زیرا تا وقتی که ما این مغز و این فکر را داریم محال است به توانی منکر وجود خداوند شویم و به طور قطع باید معتقد به وجود خداوند باشیم و هرگاه روزی رسید که ما دارای این کال بود نبودیم ولی در عین حال مغز ما اگر مغزی وجود داشته باشد آنقدر نیرومند شد که به تمام اسرار دنیا پی برد و راز آفرینش را ادراک کرد در آن صورت ما آنقدر ترقی کرده ایم که به مقام خدایی رسیده ایم. و فقط درد یعنی وصول به مقام خدایی است که ما می توانیم ثابت کنیم که خداوند وجود ندارد. و تازه در آن موقع هم بیش از همه وقت خداوند را میشناسیم زیرا خود خدا هستیم پیروان مذهب هندویسم در هندوستان قدیم که اعتقاد آنان بعدا به مذاهب غیر الهی سرایت کرد دارای همین نظریه بودند آنها میگفتند که انسان از مقام جمادی و نباتی و حیوانی به تدریج ترقی خواهد کرد و به مقام خداوندی خواهد رسید. ولی ناگفته نماند که محال است با این مغز و این میده کثیف ما بتوانیم به مقامات بزرگ در برسیم. هیچ مغزی نمیتواند بفهمد که در آغاز پیدایش با توجه به اینکه آغاز و انجام بیمنی است برای چه نسبت به پیدایش خود خشمگین شد و اعمالی به جا آورد که بر ضرر خود اوست زیرا مغزهای ما که فقط ظواهر را میبیند در فکر نف و ضرر است و قافل از اینکه نف و ضرر و خیر و شر برای پیدایش بدون معنی است دانشمندان نمی توانند راجع به این مسئله توافق نظر حاصل کنند که زندگی چه موقع به وجود آمد قافل از اینکه زندگی هرگز به وجود نیامد بلکه همواره وجود داشت و فقط دانشمندان باید سعی کنند که بفهمند که چه موقع برای اولین مرتبه نوع بشر به زندگی پی برد و آن را کشف کرد یعنی در چه نقطه ام از جماد و نبات یا ستارگان دیگر توانست حیات را کشف کند وگرنه یعنی زندگی همواره بوده و خواهد بود یکی از پیش پا افتاده ترین و حقیقی ترین نکات دنیا این است که گذشته و آینده وجود ندارد و هرچه هست زمان حال و ابدی است و با این وصف ما همین حقیقت پیش پا افتاده را نمی توانیم بفهمیم. و حال که ما این حقیقت پیش پا افتاده را نمی توانیم بفهمیم پس چگونه میتوانیم به حقایق دیگر پی ببریم؟ اگر زمان و مکان از بین برود برای ما چه باقی می ماند؟ خواهید پرسید که مگر زمان و مکان از بین می رود؟ در جواب می گوییم بلی و بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که زمان و مکان به خودی خود وجود ندارد. بلکه این دو مثل خوبی و بدی، ظلم و عقل و چیزهایی است که فقط برای ما، برای احساسات ما دارای معنی است. آیا برای شما افتاده که در حالت کابوس با همین جسم خاکی از سوراخی به کوچکی سوزن عبور نمایید؟ برای خود من اتفاق افتاده و من در حال خلصه با همین جسم از سوراخی به کوچکی سوراخ رشته فرنگی عبور کردم و مسئله مکان و فضا در این مورد به کلی غیر از آنچه ما در حال بیداری استنباط می کنیم جلوه کرده است. ما از این جهت احساس مکان، فضا و ظرفیت را می که دارای جسم هستیم و از این جهت احساس درازی و پهنه و عمق را می کنیم که دارای حواس پنجگانه می باشیم. مکان، فضا و ظرفیت که هر سه دارای معنی می باشد برای کسی که کور مادرزاده است غیر از ما می کند. یک کور مادرزاد برآمدگی بینی را روی صورت خود به آن ترس که ما احساس می کنیم احساس نمی کند. یعنی خیال می کند که بینی مثل کف دستش پهن است زیرا چون بینایی ندارد و از وجود بینایی بدون اطلاع است عمق و ارتفاع را احساس نمی نماید من در عالم رویا از قله کوها عبور کردم بدون اینکه سقوط نمایم در صورتی که یکی از حقایق زندگی ما این است که اگر آزادانه و بدون وسایلی از قبیل هواپیما یا چتر نجات وارد فضا شویم سقوط خواهیم کرد و مشوب قوه جاذبه زمین خواهیم شد احساس مکان و نیز احساس زمان که برای ما دست می دهد ناشی از وجود کالبود، حواس پنجگانه و سایر احساسات ماست و روزی که این کالبود را از دست دادیم دیگر وجود زمان و مکان را احساس نخواهیم کرد. به احتمال قوی کره زمین در وسط فضا احساس مکان و ظرفیت نمی زیرا دارای حواس پنجگانه و احساسات دیگری مثل ما نیست. آیا جهان می داند که درد و شکنجه های جسمانی ما چیست؟ این یک پرسش لازمی است که کنجکاوی در آن ضرورت دارد. چون جهان هستی ما را به وجود آورده و نظر به اینکه همه چیز میداند ناچار باید بداند که درد و شکنجه چیست؟ ولی اگر میداند که تحمل درد و شکنجه چقدر طاقت فرساست چرا آلام جسمانی ما را به وجود آورد؟ محتاج به ذکر نیست که اگر ما عصب نمی داشتیم درد و شکنجه برای ما معنی نمی داشت ولی این عصب را هم به ما داده است. ممکن است گفت که جهان نمی خواست که ما دارای عصب باشیم بلکه این عصب را سلول های بدن ما به وجود آوردند. این احتمال قابل قبول است ولی سلول ها هم موجوداتی هستند که توسط جهان به وجود آمدند. به احتمال قوی سلول ها از این جهت حساب را به وجود آوردند که خود را حفاظت کنند. به این طریق که ما درد بکشیم و در صدد چاره براییم که آسیبی به سلول ها نرسد. ولی گناه من چیست که باید سپر بلای سلول ها باشم و آیا سنگ ها و چوب ها هم احساس درد می کنند؟ اگر جهان هستی بداند که درد و شکنجه چیست و در عین حال ما را وادار به تحمل درد کند مرتکب عمل عجیب و غیرقابل توضیحی شده است. آیا کسی هست که در آخرین روزهای زندگی و هنگامی که به سن و سال کنونی من رسیده بتواند نزد جان خود نه پیش مردم بگوید که من عمر خود را بیهوده تلف نکردم؟ من وقتی فکر می کنم که در جوانی با چه حماقت و افراد ساعت گرانبهای های عمر خود را تلف می کردم متاسف می شدم. ولی حالا هم که پیر شدم می بینم که کار مفیدی انجام نمی دهم. و حالا هم که قیمت وقت را میدانم میبینم می بینم که عمرم را تلف می کنم. هر موجود زنده از قبیل کرگدن، سوسمار، اقرب، ماهی، حشرات و حتی جانوران تکسلولی میدانند که چه باید بکنند که خوشبخت باشند و آن کار را هم می کنند و خوشبخت می شوند و زندگی خود راضی هستند. فقط ما هستیم که همواره در صدد به دست آوردن وسیله می باشیم تا خود را نیکبخت کنیم در صورتی که نمیدانیم با چه وسیله خوشبخت خواهیم شد زیرا به محض اینکه آن وسیله را به دست آوردیم میبینیم که اشتباه کرده ایم و آن وسیله ما را نیکبخت نکرده است و باید به دنبال وسیله دیگری برویم برای اینکه انسان بتواند با بعضی از اشخاص صحبت کند باید در خور فهم آنان سخن گوید وگرنه نمیتواند حرف خود را به آنها بفهماند بر همین قیاس برای مبارزه با بعضی از اشخاص انسان باید خود را خیلی پس و کوچک نماید تا بتواند به وسیله سلاحی با او بجنگد هرچه بشود خواهد شد ولی برای چه هرچه باید بشود خواهد شد هر کسی این جواب را بدهد همانا او خداوند است چقدر راحت و شادمانند کسانی که میتوانند مدت پنج ساعت راجع به فلان خالزاده و یا مجلس مهمانی فلان اموزاده صحبت کنند بدون اینکه خسته شوند این هم مثل روی زیبا و صدای خوب محبتی است که طبیعت به همه کس نمیدهد اگر شما هزار مرتبه عاقلتر و باهوشتر از این بودید خداوند در نظر شما هزار مرتبه بزرگتر و اسرارآمیزتر جلوه میکرد و هزار مرتبه بیشتر برای فهم اسرار او دچار مشکل میشدید از یک نقطه نظر من کاملا این گفته را تصدیق می کنم که خداشناستری موجودات بشری کسی است که از دهکده خود بیرون نرفته و هیچ سواد ندارد و حتی نمی داند که در یک فرسخی او چه حوادثی اتفاق می افتد. پیرمردها هرگز دست به کاری نمی زنند برای اینکه تجربه بسیاری دارند و تجربه آنها مانع از این است که مبادرت به کار جدیدی بکنند. ولی جوانهایی که تجربه ندارند همواره دنبال کارهای تازه می روند. به طور کلی هر قطر تجربه انسان تر باشد به همان نسبت قوه ابتکار و ابداع او در کارها کمتر می باشد. بر همین قیاس و البته قیاس دلیل نیست دنیا چون بسیار آزمایش و تجربه دارد و در واقع آزمایش او هم مثل خود او نامحدود است نباید دست به هیچ کار بزند و به همین جهت هرگز در جهان عمل جدیدی انجام نمی گیرد. اگر گوشهای ما قدر زریفتر و یا نیرومندتر بود یا اینکه لالی لاله گوشهای ما را طور دیگر می ساختند، صدای اموات را از زیر خاک می شنیدیم. چون در این دنیا یک تفاوت مختصر در طرز ساختمان بدن یا عصاب قادر است که انسان را با موجوداتی که هیچ سنخیتی با آنها ندارد مربوط کند تا چه رسد به انواد که کاملا با ما سنخیت دارند و مثل ما بوده و خواهند بود بعید نیست که سگها و گربه ها یا قناری ها صدای ام بشنوند همونطور که اصفات دیگری به گوش آنها میرسد که ما نمیشنویم کسی که شما را مجازات می کند خدای شماست و کسی که به شما پاداش می دهد خدای شما می باشد. ولی آگاه باشید که عظمت خدای هر کس به اندازه فکر و شعور اوست و اگر شما بلند نظر و فکور و با همت باشید قطعا خدای شما با همت بلند خود هرگز شما را مجازات نخواهد کرد. وقتی می شنویم که یک شوپان و یا زاره ساده و بی سواد می گوید خدا کریم است و گناهان ما را خواهد بخشد ایمان پیدا می کنیم که برای او واقعا همینطور است و چون او ایمان دارد که خدای او کریم است حتما بخشوده خواهد شد اگر جهانی هستی از زندگی خسته شده باشد دچار بدبختی بزرگی خواهد گردید برای اینکه وی نمیتواند مرگ یا نیستی را به وجود بیاورد و خود را از زحمات و خستگی های زندگی برهاند هستی قادر از هر کاری بکند اما قادر به ایجاد مرگ یا نیستی نیست و به همین جهت اگر از زندگی خ... کسل و خسته شود تا پایان جهان که پایانی ندارد بدبخت خواهد بود طبعا نباید فراموش کرد که مفهوم کسالت و خستگی فقط برای ما دارد و برای جهانی هستی بدون من نیست و شاید جهان اصلا نمیتواند استنباط کند که خستگی یعنی چه وقتی که به شهست سالگی میرسیم بسیاری از دوستان دوره جوانی ما وجود ندارند و قبل از ما فوت کردند گویی که در مبدع وادی پیری و سالخوردگی ما را ترک نمودند و نخواستند با ما وارد این وادی شوند کسانی که بعد از آنها در این وادی با ما دوست می شوند دیگر مثل دوستان دوره جوانی با ما صمیمی نیستند و نمی توانند قلب ما را تصرف کنند و ما استعداد اینکه قلب خود را به تصرف دیگران بدهیم از دست داده ایم. دوستان جدید در دوره سالخوردگی مثل این است که نمیخواهند به ما نزدیک شوند زیرا ما نمیخواهیم به آنها نزدیک شویم و انگار که شهاب ثابتی هستند که عرصه زندگی ما عبور می کنند بدون اینکه ساعتی در آن توقف کنند و قدری در کنار ما بنشینند دوستان تازه و قیافه های جدید در نظر ما عجیب جلوه می کنند نمی توانیم با آن هونس بگیریم و به طرز مبهم و گاهی به طور آشکار به خود می گوییم که چرا مردم عوض شدند چرا جوانها تغییر کردند و در دوره ما چنین نبود و چنان نبود و غیره قافل از اینکه ابر مرگ بر سر ما سایه انداخته و این سایه ما نه از این است که ما دنیا و مردم دنیا را ببینیم و مردم دنیا ما را ببینند و همین سایه ما نه از این است که ما بتوانیم با دیگران گرم بشویم و آنها با ما گرم بگیرند عجب که غالبا ما نمیتوانیم از لحظات خوشی و سعادت در همان موقع استفاده کنیم تمام خوشی ها و سعادت های ما عبارت از خاطرات است. بدین معنی که وقتی ساعات خوشی و سعادت از دست رفت بعد ما میفهمیم که در فلان موقع خوش و سعادت من بوده ایم. من نسبت به نوع بشر نفرت دارم برای اینکه که می بینم او هم مثل من است و همچون من حسود و خیل تنگ نظر خودخواه بیره و از لحاظ جسمانی ماشین زبال سازی و مستراح متحرک می باشد. اما وقتی فکر می کنم که من نیز از هر حیث مثل او هستم نفرت من نسبت به او خیلی کم می شود. با این وصف نمی توانم این نفرت را کاملا از خود دور کنم به دلیل اینکه من از خود متنفر هستم. می گویند وظیفه هر فردی این است که سعی کند بر معلومات خود بیافزاید تا از نیروی حماقت و نادانی بکاهد. و کوشش نماید که بر صفات ناپسند خود غلبه کند و به جای آنها خسایل پسندیده را تقویت نماید بسیار خوب این وظیفه فردی نیکو و مقدس است و خوشا به حال کسی که بتواند این وظیفه را انجام دهد ولی آیا تا کنون توانستند که حماقت و نادانی اجتماع را از بین ببرند و آیا موفق گردیدند بر صفات ناپسند جامعه غلبه کنند ما میبینیم با اینکه افراد در مقایسه با گذشته بر اثر توسعه علوم و بست فرهنگ و رواج کتاب بهتر شدند ولی برعکس جوامع بشری بدتر میشوند و همکنون دلایل این سیر قهقرایی اجتماع در این جنگ به خوبی مشاهده میشود آیا روزی خواهد آمد که بتوان جوامع بشری را نیز اصلاح کرد اکنون که سال خورده شدم تصور می نمایم آنچه را که می توان آموخت آموختم و, و دیگر چیزی باقی نمانده که نیاموخته باشم. اما می بینم که هیچ نمی فهمم و حتی قادر نیستم که به فهم چگونگی ساختمان یک سره بی مقدار پی ببرم. اما وقتی که جوان بودم گرچه معلوماتی نداشتم و چیزی نیاموخته بودم لیکن تصور می کردم که همه چیز را می فهمم. این از چیزی که آشین یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد گفته و امروز هم وقتی ما به وضع معلومات و فهم خود نظر می اندازیم میبینیم همین طور است و فرقی با مردم قبل از میلاد نداریم. اسرار دنیا برای ما قابل فهم نیست مگر اینکه در حدود بذات فکری و استعداد روحی ما باشد. و هرچه در خارج از آن به نظر می رسد برای ما غیر قابل فهم است و حتی گاهی در خارج از این دایره محدود فکر و روح خود هیچ چیز نمی بینیم. محال است کسی بتواند ثابت کند که ماورا یعنی چیزی یا مکانی و یا وضعی که خارج از این جهان است وجود دارد. هر چه هست در همین جهان است و آنچه به نام ما خوانده می شود چیزهایی است که حواس پنجگانه و یا باطنی ما نمی تواند ادراک کند در خارج از این جهان هر چه باشد باز همان جهان است و محال است که فکر ما و یا خود ما بتواند جایی برود که در آنجا جهان نباشد تفاوت زندگی و مرگ این است که هنگام زندگی ما میفهمیم و به خاطر داریم که زندگی می کنیم. اما بعد از مرگ دیگر به خاطر ما نمی آید که مشغول زندگی هستیم. یک نابغه تا وقتی که نمیرد نمی تواند این ایمان را در قلب مردم به وجود بیاورد که او نابغه بوده است. هزاران سال است که این حقیقت یا واقعیت پذیرفته شده که انسان جز فکر او چیز دیگری نیست. ارزش هر کسی در هر موقع بسته به اندیشه اوست اما این فکر که همه چیز ما وابسته بدانه است از کجا میآید افسانه سورایی راجب به مبدع فکر اشکال ندارد ولی اگر ما بتوانیم هم یک مشکل را رفع کنیم و بفهمیم که فکر ما از کجا میآید شاید کلید کشف تمام اسرار جهان را به دست آورده باشیم در کتاب آسمانی ایجاد که از کتاب قدیمه است نوشته شده که خداوند انسان را به شکل خدا فرید. ما هم امروز چون عقل محدود و هوش ضعیفی داریم و فکر کوچک ما نمیتواند خداوند را آنطور که باید و شاید بشناسد لذا خداوند را در مخیله خیش به شکل خدا میسازیم و خیال میکنیم که خداوند هم مثل ماست که در فکر سود و زیان خیر و شر دوستی و دشمنی باشد. در نتیجه دور و تسلسل پیدا شده و خداوند ما را به شکل خود ساخته و ما هم او را به شکل خود می سازیم. ولی شاید حقیقت در این است که خداوند ما را به شکل خود نساخته بلکه ما را از مسالهی که خود داشته به وجود آورده است. این فرض بیشتر مغروم به عقل می باشد. زیرا ذات هستی مساله ساختمان ما را از هر جا که آورده باشد باز همانجا هستی است. در جهان جایی نبود و نیست که جزو هستی نباشد و مساله ما از هر کجا که آمده باشد از هستی برداشت شده است. لذا میتوان گفت که ذات هستی که ذات پاک خداوند است مساله ساختمان ما را از وجود خود برداشته و گل ما را سرشته و به همین جهت ما از لحاظ مساله شبیه به او هستیم. چندی پیش در کشور یوگسلاوی کشیشی بود که عراضی بهش را به مؤمنین میفروخت. حداقل زمینی که میفروخت یک متر مربع بود و عراضی او به نسبت اینکه به قول خودش نزدیک عرش کبریایی و یا دور از آن قرار داشت دارای قیمت خاصی بود و معمولا عراضی مرغوب نزدیک عرش خداوند سه برابر عراضی دیگر فروخته میشد این کشیش با مؤمنین بیبزاعت نیز راه میآمد و قیمت عراضی را به اقساط از آنها میگرفت و اگر کسی بابت بهای عراضی بهش مغروز بود و خود را در حالت احتضار میدید که شیش را به بالین خود میطلبید و آمرد آم روحانینما روحانی نما به نیابت از جانب خداوند رضایت میداد که از بقیه ای طلب صرف نظر نماید اسقف از اعظم از بعد از اطلاع از این موضوع که شیش را تقبیح کرد و دادستان نیز به جرم کلاهبرداری خاص او را به دادگاه بکشد ولی از عهده بر نیامد زیرا هیچ یک از آنهایی که عراضی بهشت را از آن کشیش خریده بودند حاضر نشدند علیه او شکایت کنند. دادستان چون دید که شاکی و مدعی خصوصی وجود ندارد ناچار کشیش را رها کرد. از نظر از جهات مختلفی که این موضوع دارد به عقیده ما اقدام کشیش مزبور از لحاظ فروش عراضی بهشت از این جهت جالب بود که خاطر مؤمنین را جمع می کرد و روح آنها را قرین آرامش و آسایش می نمود. زیرا یقین داشتند که بالاخره به بهش خواهند رفت و آسوده زندگی خواهند کرد. جهان میخواهد که انسان ترقی کند و برسد به جایی که او میخواهد و هم اکنون پیش بینی می کند. زیرا محال است که جهان چیزی را نداند و پیش بینی نکند چون در آن صورت مثل ما ناقص و محدود می شد. ولی جهان که میداند ما به کجا خواهیم رسید و چه خواهیم شد برای چه همکنون بدون درد و رنج و بی آنکه این مراحل دشوار را طی کنیم ما را به آن مرحله عالی نمیرساند فایده ای مسافرت طولانی و این مبارزه ها و رنج ها و ناکامی ها که بالاخره باید منتهی به کمال ما شود برای جهان چیست او که میخواهد ما ترقی کنیم و خوب میداند ما به کجا خواهیم رسید چرا بدون درد و رنج ما را به آنجا نمیرساند ما ناقص و محدود هستیم در حالی که هستی کامل و نامحدود است ولی عجب اینکه هستی موافقت کرد که وجود ناقص و کثیف و محدودی چون ما را در خود جا بدهد صحبت یک روز و دو روز و یک سال و دو سال هم نیست بلکه صحبت همیشه است یعنی همیشه ما با وجود ناقص و محدود خیش در هستی جا داشته و خواهیم داشت اگر من خدا بودم جز خدا نمی آفریدم. یعنی موجوداتی می آفریدم که همه مثل خودم کامل و بدون نقص باشند. زیر شایستگی و عظمت من اختزا می کرد تمام چیزهایی را که می آفرینم بدون عیب و نقص از کارگاه من بیرون بیاید و تنها چیزی هم که عیب و نقص ندارد خداست. منتها نباید از خاطر دور کرد که لیاقت و شایستگی و عظمت و عیب و نقص و کمال و غیره کلماتی است که در زندگی کوچک و زمینی ما معنا دارد و این کلمات نه فقط برای خدا بلکه برای موجودی که یک درجه بالاتر از ما باشد بدون ارزش است و از دریچه فهم او سنگ و ترازوی ما اصلا در خور توجه نیست به من میگویند که فایده این حرفها چیست من میگویم اگر منظور ما از فایده به دست آوردن خوراک و پوشاک و مسکن و زر و سیم باشد این حرفها بدون فایده است و بسیاری از حرفهای دیگر نیز بدون فایده می باشد. شما اگر می خواهید چشم و گوش بسته زندگی کنید مختار هستید ولی همه شاید نخواهند چشم و گوش بسته زندگی کنند. یکی از سوالات بی اساس این است که بپرسیم اگر دنیا به وجود نمی آمد چطور می شد؟ زیرا محال بود که دنیا به وجود نیاید چون محال بود که هستی نباشد محال بود که هستی بتواند نباشد و اگر نمی بود همان نبودن هستی می شد زیرا اگر هستی نمی بود ناچار نبودن و نیستی وجود پیدا می کرد و جای هستی را می گرفت بر اثر پیشرفت هایی که در علوم پیدا می شود امیدواری هست که مردم یک میلیون سال دیگر بتوانند با ما که مرده ایم صحبت کنند و اطلاعات خود را به ما بگویند و ما از ترقیات فکری و علمی آنها برخوردار شویم و چیزهایی که امروز نمی فهمیم در آن موقع بفهمیم. هیچ دلیلی در دست نیست که روح ما برخلاف جسم جاویدان باشد زیرا هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوان برای روح نسبت به جسم مزیتی قائل شد. روح و جسم یا هر دو جاویدان می شوند و یا هر دو از بین می روند. ولی چون از بین رفتن محاله است، ناچار روح و جسم هر دو جاویدان خواهند شد. روح و جسم خروس و مرغی که شام دیشب ما بوده نیز جاویدان خواهد بود و هرگز از بین نمی رود و محتاج به ذکر نیست که هیچ دلیلی در دست نداریم که روح و جسم ما بیشتر از روح و جسم ماکیان قابل جاویدان شدن باشد. اتم رو شکافتند ولی باز هم ما چیزی نمیدانیم و شاید روزی برسد که متوجه شویم که مفهوم دانایی اصلا در دنیا وجود ندارد. خداوند همه چیز را می داند. اما باید دانست که همه چیز چیست؟ برای چه از کره خاکی خودمان به کره مریخ برویم و چه فایده از لحاظ کشف و اسرار دنیا نصیب ما خواهد شد؟ مگر وقتی از این اتاق به آن اتاق می رویم تغییری در فهم و شعور ما پیدا می شود؟ با علاقه زیادی که مادرم به من داشت و من به مادرم داشتم و با اینکه در این سن هشتاد و چند سالگی گاهی چشمان من برای او اشکالود می شود هنوز مادرم نیامده که به من بگوید در به دنیای دیگر کجاست و در آنجا چه می کند کیست که جلوی مادرم را می گیرد و کیست که نمی گذارد او خود را به فرزند عزیزش برساند آیا نمی داند مکان او کجاست و آیا نمی تواند راه خود را پیدا کند؟ آیا نیامدن او دلیل بر این است که او دیگر وجود ندارد؟ چگونه من می توانم قبول کنم که مادرم دیگر وجود ندارد؟ چون ممکن است قبول کرد که چیزی از بین برود؟ در اینکه مادرم همکنون در قلب من و روح من و بالاخره وجود من زنده است هیچ تردید ندارم. ولی بعد از مرگ من که احساس می کنم خیلی نزدیک است آیا اینکه در وجود من زنده می باشد از بین خواهد رفت؟ ده هزار سال دیگر عقیده مردم درباره خداوند طور دیگری خواهد شد. یعنی خداوند در نظر نوع بشر ده هزار مرتبه و شاید زیادتر بیش از امروز بزرگ خواهد گردید. همچنان که خدای ما در زمان کنونی میلیون ها مرتبه بزرگتر از خدایی است که پدران ما در ده هزار سال قبل از این می پرستیدند. اگر من به وجود نمی آمدم آیا تمام اعمالی که من مرتکب شدم به ظهور نمیرسید و آیا دیگری این اعمال را مرتکب نمی و بالاخره آیا جای من در این جهان خالی می ماند؟ من که چنین تصور نمی کنم بلکه فکر می نمایم که در دنیا جای خالی وجود ندارد و در موقع حاضر و قایب کردن همه حاضر هستند و چون در همین کتاب و در صفحات قبل قدری در این خصوص صحبت شده تکرار نمی نمویم. عجب است که جانوران هم از مرگ می ترسند و لزامی دانند که مرگ وجود دارد و چون از آن می ترسند معلوم می شود که راز مرگ برای آنها هم حل نشده است. چون اگر راز مرگ برای آنها حل شده بود نباید از آن بترسند کما اینکه اگر راز مرگ برای ما حل می گردید وحشتی از آن نداشتیم آزمایش هایی که تا امروز شده نشان می دهد که هرچه حیات دارد و ما هم می آن را آزمایش کنیم از مرگ بیمناک است و لذا راز مرگ برای تمام موجودات جاندار مجهول می باشد. فراموش نشود که مصالحی که برای ساختمان بدن ما به کار رفته همان مصالح است که ستارگان را با آن ساختند و لذا الزاما بین ما و ستارگان دنیا یک وحدت یا مشابهت هست آیا هوا به شکل مادی اتر است و ما که نمیدانیم اتر که فضایی بین ستارگان را پر کرده است چیست آیا به وسیله هوا به وجود اتر پی می بریم؟ مسلمان ها میگویند که مرگ ساعت معینی دارد و محال است که موقع مرگ مقدم یا موخر شود. این گفته صحیح است زیرا اگر امکان داشت که موجود قبل از ساعت معین متولد شود و یا بمیرد دنیا نابود می گردید و هستی از بین می رفت. زیرا لازمه این تقدم و تأخر این بود که جهان هستی یا هر نام دیگری که روی آن میگذارید اشتباه کند و اگر جهان اشتباه نماید محو خواهد شد. اگر امکان می داشت که جهان کوچکترین صحب و خطایی بکند و کوچکترین تبدیلی در نقشه خود بدهد امروز جهان وجود نمی داشت و ما هم نبودیم. ما وقتی از شکم مادر متولد می و یا قبل از آن وقتی که در شکم مادر جای می گیریم، مرگ ما آغاز می شود. مرگ ما هنگامی شروع می شود که ما متولد می شویم. به دلیل اینکه زندگی عمومی و جهانی و بزرگ خود را با یک زندگی کوچک و محدود زمینی ما و و البته به محض اینکه از این دنیای زمینی رفتیم دوباره به زندگی بزرگ و عمومی و همیشگی جهان بازگشت می نماییم. یعنی دوباره زنده می شویم. آیا ممکن است که ما دوباره به کره خاک بیاییم و مجددا با همین قالب در روی زمین زندگی کنیم؟ یعنی آیا ممکن است عواملی که دست به دست هم داده و نطفه ما را منعقد کردند دوباره با یکدیگر جمع شده و ما را رو رو روی زمین به وجود بیاورند؟ آری این عمل ممکن است انجام بگیرد چون در یک جهان نامحدود و بی پایان شماره برخوردها و تصادفات نیز نامحدود است و هزاران میلیون تصادف که دست به دست هم داده و باعث ایجاد من شده ممکن است دوباره جمع شده و مرا به وجود بیاورد. ولی تا موقع ممکن است کره خاک از بین رفته باشد ولی بعید نیست در ستارگان دیگر با همین هیکل و شکل به وجود بیایم. در انجیل نوشته شده است که عمر آدمی هفتاد سال می باشد و من امروز بیش از هفتاد سال دارم و به قدری مرگ دوستان و آشنایان را در پیرامون خود دیدم که مرگ برای من یک واقعی عادی شده است. انسان وقتی که به سن و سال من رسید به طرزی محسوس متوجه می شود که حافظه او جز خاطرات قبرستان و یا کتاب ثبت و ضبط قبرستان چیز دیگری نیست. یکی از حقایق زندگانی این است که ما از تجربه های دیگران پن نمیگیریم و به همین جهت خواندن کتاب از لحاظ تحصیل تجربه برای ما بدون فایده است. دوستی داشتم که در زنشناسی خود را یکی از بسیر ترین افراد می دانست و همواره به دوستان و آشنایان نصیحت می کرد که اگر می زن بگیرند زن خود را اینطور انتخاب کنند و مبادا زنهای فلان نو انتخاب کنند. ولی وقتی که زن گرفت معلوم شد که چشم بسته زن گرفته و نامناسب ترین همسری را که ممکن بود برگزیند انتخاب کرده است و بعد هم بر اثر این ازدواج نامناسب اساس زندگی او متزلزل شد و جلای وطن کرد اندرسهایی که این مرز به ما میداد چیزهایی بود که در کتاب خود میخواند و چون خود او تجربه نکرده بود توانست از تجربه دیگران استفاده نماید فصل سوم پیرمردی که نمیخواهد بمیرد پیرمردی در حال ناتوانی روی تخت دراز کشیده است بربالین بالین او سایه ایستاده که شنل بزرگ و سیاهی اندام او را پوشانیده است آن دو با یکدیگر صحبت می کنند پیرمرد من خیلی رنج میکشم و دیگر قادر به تحمل نیستم سایه اهمیتی ندارد مسترب نباشید شما به زودی خواهید مرد پیرمرد آیا شما می توانید مرا معالجه کنید سایه من به شما کمک می کنم که بمیرید پیرمرد ولی من نمی خواهم بمیرم سایه گفتم من به شما کمک خواهم کرد و خواهید دید که مردن زحمتی ندارد پیرمرد به نظرم شما یک آدم کش هستید و می خواهید مرا به قتل برسانید من اکنون زن و فرزندانم را صدا میزنم که مرا از دست شما نجات بدهند. سایه زن و فرزندان شما به شما جواب نخواهند داد و به این اتاق نخواهند آمد. پیرمرد برای چه به من جواب نخواهند داد؟ سایه برای اینکه میدانند من در اینجا هستم. پیرمرد شما چه خصومتی با من دارید و برای چه می خواهید من را به قتل برسانید؟ بعد صدا را بلندتر کرد و بانگ زد به فریادم برسید میخواهند مرا به قتل برسانند سایه چرا داد میزنید من به شما میگویم که مردن زحمت ندارد و من به شما کمک میکنم که به راحتی بمیرید پیرمرد آیا شما طبیب هستید سایه من دردها را درمان می کنم و تمام رنجها را از بین می برم و اطمینان داشته باشید که من دوست شما هستم پیرمرد من هیچ دوست ندارم و تمام دوستان من مردند. سایه، اشتباه می کنید من دوست شما هستم و زنده می باشم. پیرمرد، شما که هستید و چرا خود را معرفی نمی کنید؟ سایه، آیا خ نمی زنید که من که هستم ؟ پیرمرد من نمیتوانم بفهمم که شما که هستید. سایه، آیا شما سه سال قبل با من صحبت نکردید؟ پیرمرد من هرگز شما را ندیدم که با شما صحبت کرده باشم سایه صحیح هست که شما مرا ندیده اید اما با من صحبت کردید پیرمرد اینطور نیست من صدای شما را نشنیدم سایه شما نمیخواستید که صدای مرا بشنوید اما تمام ذرات وجود شما می دانستند که من چه میگویم و میفهمیدند که من می گویم که مرگ شما نزدیک است پیرمرد بالاخره نگفتید شما کی هستید و چگونه به من میگویید که من باید بمیرم سایه من مرگ هستم پیرمرد بعد از اینکه نظری آمیخته به حیرت بر سایه انداخت با تعجب پرسید آیا شما مرک هستید من نمیتوانم قبول کنم که شما مرگ باشید برای اینکه خوب میبینم که شما زنده هستید و حیات دارید سایه واضح است که من زنده هستم نه فقط حیات دارم بلکه هرگز نخواهم مرد پیرمرد با خشم و عصبانیت برو از پیش چشمم دور شو سایه من میروم اما تو هم باید با من بیایی پیرمرد با تو به کجا بیایم سایه باید به من به دنیای دیگر بیایی زیرا آن دنیا جای ما میباشد پیرمرد من با تو نمیآیم برای اینکه میترسم سایه از چه می ترسی؟ پیره مرد، از مرگ می ترسم. سایه باز که از نو شروع کردی من به تو می گویم که مرگ تو من هستم. آیا از من که اینجا ایستادم می ترسی؟ پیره مرد، نه از تو نمی ترسم. سایه خب پس برخیز برویم. پیرمرد. آخر من مرتکب گناهان زیاد شدم. سایه گناه تا هنگامی معنی دارد و وجود دارد که انسان زنده است. و وقتی که انسان مرد دیگر گناه وجود و معنی ندارد پیرمرد این حرفی است که تو میزنی ولی باید دانست که خدا چه میگوید و نظریه او در این خصوص چیست سایه نظریه خدا در این خصوص عیناً بر طبق نظریه خود توست پیرمرد مگر خداوند مرا مورد بازخواست قرار نخواهد داد مگر مرا محاکمه نخواهد کرد سایه این تو هستی که از خودت بازخواست خواهی کرد و این تو هستی که خود را محاکمه خواهی نمود آیا از خود وحشت داری پیرمرد من از خود وحشت ندارم ولی از دیگران یعنی از همه چیز بیمناک هستم سایه دیگران نمیتوانم به تو آسیبی برسانند زیرا دست آنها به تو نمیرسد پیرمرد در دنیای دیگری که تو میخواهی مرا به آنجا ببری چه کسانی هستند و ما چه اشخاصی را خواهیم دید سایه هیچ کس در آنجا نیست پیرمرد پس من به تنهایی در آنجا چه بکنم سایه اولا تو در آنجا تنها نخواهی بود چون من همواره با تو هستم و ثانیا کاری نداری که در آن دنیا بکنی و آنجا محل کار کردن نیست پیرمرد پس چطور من خواهم توانست در آن دنیا زندگی کنم معاش من از کجا تعمین می شود و وسایل زندگی خود را چگونه فراهم نمایم سایه تو در دنیای دیگر احتیاجی به خوراک و پوشاک و مسکن نداری چون هرگز گرسنه و تشنه نخواهی شد و هیچ وقت احساس سرما و گرما نخواهی کرد در آن دنیا برف و باران و آفتاب نیست که محتاج مسکن باشی پیرمرد ولی بالاخره من در آن دنیا چه کارم و عنوان من چه خواهد بود سایه عنوان تو در آن دنیا این است که موجود جاویدان هستی پیرمرد و آیا می توانم با همین عنوان زندگی کنم؟ سایه این عنوان به قدری بزرگ و با اهمیت است که تو می توانی همه وقت و همه جا مکان تو باشد. پیرمرد با این حرفی که تو میزنی من فکر می کنم که بد نیست با تو به آن دنیا بروم ولی بهتر است که قدری وسایل خود را بردارم. سایه من به تو گفتم که در آن دنیا به هیچ وجه احتیاجی نداری و لازم نیست چیزی با خود برداری. پیرمرد راستی از بورس چه خبر داری سایه کدام بورس را میگویی پیرمرد بورس معاملات را میگویم که در مرکز شهر واقع است سایه بر طبق آخرین اطلاعی که دارم سهام تو ترقی کرده و سه هزار دلار نف کرده ای. پیرمرد در حالی که توسط می کند انسان از شنیدن این خبر خوشحال می شود. سایه این طور نیست و آنهایی که تو به ضرر آنها نف برده ای از شنیدن این اخبار ملول می شوند. فکر آنها را هم بکن. پیرمرد تو گفتی که در دنیای دیگر جز من کسی نیست که بازخواست و محاکمه کند. آیا این طور نیست؟ سایه بله چنین است. پیرمرد من فکر می کنم که گناهان کوچک من آنقدرها اهمیت ندارد که من خود را بازخواست کنم. سایه آری گناهان کوچک در خور ملاحظه و توجه نیست پیرمرد ولی اگر گناه بزرگی کرده باشم چه خواهد شد سایه گناه بزرگ تو از چه قبیل است پیرمرد مثلا اگر من کسی را به قتل رسانیده باشم در آن صورت چه خواهم شد سایه در این صورت نیز باز این تو هستی که خود را مورد محاکمه و بازخواست قرار خواهی داد پیرمرد من میخواهم بدانم که برای این گناه بزرگ چه مجازاتی درباره خود وضع خواهم کرد سایه من اگر به تو بگویم که چه مجازاتی درباره خود وضع خواهی کرد تو نخواهی فهمید پیرمرد تو وقتی که به سراغ دیگران میروی چه میکنی سایه من به سراغ دیگران نمیروم و با آنها کاری ندارم پیرمرد عجب پس تو فقط به سراغ من آمده ای و قبل از من به خانه دیگران نرفته ای. آری من فقط به سراغ تو آمدم و قبل از این خانه به جای دیگر نرفتم و بعد از این هم به جای دیگر نخواهم رفت زیرا مرگ هر کس مخصوص خود اوست و به دیگری تعلق ندارد همانطوری که قیافه و رخسار تو هم متعلق به توست و دیگری در آن شریک نیست اینک بیا برویم پیرمرد من نمیتوانم بیایم برای اینکه ناراحت هستم و وحشت دارم سایه آیا تو از خوابیدن وحشت داری پیرمرد نه از خوابیدن نمی ترسم چون می دانم که بیدار می شوم. سایه مرکم به منزله بیداری توست. پیرمرد آری اینطور طور می گویند ولی عملا چنین نیست. سایه فرزند تو بیدار نشدی کماکان خواهی خوابید و آیا تو از خوابیدن می ترسی؟ و هنگامی که خوابیده ای احساس زحمت و رنج می کنی؟ پیرمرد من میدانم که این صحبتهایی تو با حقیقت فرق دارد و مردن غیر از خوابیدن و یا بیدار شدن است و دیگر اینکه نمیدانم به کجا خواهم رفت و در آنجا باقی خواهم ماند و خود را خواهم شناخت یا نه سایه دو در همه جا خواهی بود یعنی هر جایی را که تصور و خیال می کنی در همانجا هستی به طور قطع خود را خواهی شناخت یعنی هر وقت که بخواهی خود را بشناسی می توانی به شناسایی خود پی ببری و به علاوه من همواره با تو هستم پیرمرد تو می گویی که من در همه جا خواهم بود سایه آری تو در همه جا خواهی بود همونطوری که موج برق در همه جا هست و من هم پیوسته با تو زندگی خواهم کرد برای اینکه من و تو با هم فرق نخواهیم داشت و تو من هستی یا من نیز تو هستم پیرمرد من معنی این حرفا رو نمیفهمم سایه از این حیث هم مشوش مباش برای اینکه به زودی معنی این کلمات را خواهی فهمید پیرمرد چرا تو به من حرفایی میزنی که من نمیتوانم بفهمم آیا نمی توانی حرفایی بزنی که من بفهمم سایه اکنون تو نمیتوانی حرفایی مرا بفهمی اما وقتی که با من آمدی حرفایی مرا خواهی فهمید سایه اکنون تو نمی توانی حرفای مرا بفهمی اما وقتی که با من آمدی حرفای مرا خواهی فهمید. آیا هنگامی که تو بوده که چهار ساله بودی می توانستی حرفایی را که در سن چهل سالگی شنیدی بفهمی؟ پیرمرد و آیا خود تو می فهمی که به من چه میگویی؟ گویی؟ سایه بدهیست وگرنه این حرفا رو به تو نمیگفتم گفتم. پیرمرد تو چه کرده ای و یا چه می کنی که می توانی این حرفا را بفهمی در صورتی که من نمیفهمم؟ سایه من معنی حرفهای خود را به این دلیل میفهمم که در همه جا هستم و تو هم وقتی که مثل من شدی همه چیز را خواهی فهمید پیرمرد آیا من نمیتوانم همکنون معنی این حرفها را بفهمم سایه نه تا وقتی که تو در این جسم هستی نمی توانی چیزی بفهمی آخر تو نمیدانی که من چرا میخواهم که تو صبر کنی زیرا انسان به کالبود خود علاقهمند است و نمیتواند آن را از دست بدهد این چه صدایی است و بعد از قدری تحمل به خاطرم آمد که این سگ من می باشد و با دست خود در را می و می خواهد وارد اتاق شود و مرا ببیند. برو و در را باز کن که سگ من وارد اتاق گردد. سایه اگر در را باز کنم سگ تو وارد اتاق نخواهد شد و همین که چشمش به من افتاد مراجعت خواهد کرد. پیرمرد با صدای ضعیف سگ خود را صدا میزند و میگوید گما میکنم در باز شد و سگ میتواند با پوزه خود در را بگشاید و وارد اتاق شود چند لحظه دیگر سگ که با پوزه خود در را گشوده وارد اتاق می شود. چند قدم جلو می آید اما همین که چشمش به سایه می افتد روی خود را رو بر می گردند و در حالی که سر را پایین انداخته و دم را وسط پا پنهان نموده از در خارج می پیرمرد به نظرم سگ من متوحش شده است. سایه آری او مرا دید و متوحش شد. پیرمرد آیا سایکا می میرند؟ سایه هیچ کس نمی میرد و فقط از اینجا میرود پیرمرد وقتی که تو وارد اینجا شدی از کجا عبور کردی؟ سایه من از اتاق غذاخوری عبور کردم. پیرمرد آیا تا افراد خانواده مرا دیدی؟ سایه بله آنها را دیدم. پیرمرد میخواستم از تو بپرسم که آنها چه میکردند و آیا برای من استراب داشتند سایه به هیچ وجه پیرمرد آنها مشغول چه کاری بودند سایه افراد خانواده تو شام میخوردند پیرمرد شام آنها چه بود سایه غذای آنها عبارت از سوپ و تخم مرغ و گوشت گوساله و ماهی بود پیرمرد به یقین غذای لذیذی میخوردند برای اینکه من آشپز خوبی دارم و او در پختن غذا ماهر و با سلیق است خب بگو ببینم که آنها درباره چه صحبت میکردند سایه من به صحبت آنها گوش ندادم اما با مرگ دختر تو صحبت کردم پیرمرد با قدری حیرت با مرگ دختر من صحبت کردی مگر دختر من مرده است دختر تو نمرده است ولی مرگ او در اتاق حضور داشت و من با او مرگ او صحبت کردم زیرا ما که مرگ افراد هستیم وقتی به هم میرسیم قدری صحبت میکنیم پیرمرد مرگ دختر من به تو چه گفت سایه او گفت که دختر تو زیاد در این دنیا باقی نخواهد ماند و حداکثر تا شش ماه دیگر از اینجا خواهد رفت پیرمرد. مگر او مریض است و اگر بیمار می باشد ناخوشی او چیست؟ سایه زیر پستان چپ او یک قده سرطان است و باعث از بین رفتن او خواهد شد. پیرمرد آیا خود او از این مرض اطلاع ندارد؟ سایه نه او خیال می کند که یک ورم معمولی است و به زودی رفت خواهد گردید. پیرمرد پزشک معالج او چه می گوید و آیا میتواند او را مداوا کند یا خیر؟ سایه پزشک معالجه او مرتبا دواهای ملیم و کمپرس آب گرم تجویز میکند پیرمرد هر طور شده باید به دخترم اطلاع داد تا او بداند چه خطری وی را تهدید کند. سایه هر چه به او اطلاع بدهید او نخواهد فهمید و متوجه نخواهد شد که باید به دنیای دیگری برود پیرمرد پس اقلا به دکتر او اطلاع بدهید که معالجه را تغییر بدهد سایه مرگها هرگز با دکترها صحبت نمی کنند و با آنها ارتباطی ندارند پیرمرد برای چه شما با دکتر صحبت نمی کنید؟ سایه برای اینکه دکترها بدون اینکه خود بدانند با ما همکاری می کنند و ما هرگز با آنها صحبت نمی کنیم و چیزی به آنها نمی آموزیم زیرا در این صورت به خود ضرر زده ایم پیرمرد آیا مرض سرطان قابل معالجه نیست؟ سایه چرا این مرض قابل معالجه است و تا سه سال دیگر پزشکا خواهند توانست آن را معالجه کنند پیرمرد و آن وقت دیگر کسی از مرض سرطان نمی میرد. سایه هیچ کسی از مرض سرطان نمی میرد بلکه این مرور زمان است که باعث مرگ می شود. کما اینکه تا اکنون مرض سرطان یه هیچ ناخوشی دیگری نداری و با این وصف باید بمیری. پیرمرد من اگر بمیرم باز چیزی نزدیک به 80 سال سن دارم ولی دختر من بیش از 45 سال ندارد و هنوز جوان است و این ظلم بزرگی است که جوانها هم مثل پیرها بمیرند و در این صورت آیا حق نداریم که بگوییم عدالت موجود نیست سایه تو اشتباه می در این جهان چیزی هست که خیلی بالاتر برجسته تر از عدالت می پیرمرد چه می بالاتر از عدالت چیست؟ سایه تو تا وقتی در این جهان هستی فکر عدالت را کنی و وقتی از اینجا رفتی چیزهایی خواهی فهمید که عدالت در نظرت ناچیز جلوه خواهد کرد پیرمرد نمیدانم که چرا خانواده مرا تنها گذاشتم و کسی نزد من نمیآید سایه وقتی که انسان میخواهد بمیرد همواره تنهاست و هیچ کس با او نیست پیرمرد آیا افراد خانواده من تو را در اتاق غذاخوری دیدند سایه آنهایی که در اتاق غذاخوری نشستند مرا نمی بینند چون هیچ کس مرا در اتاق غذاخوری جستجو نمی کند و کسانی که میخواهند مرا جستجو بکنند در قبرستان دنبال من می گردند قافل از اینکه من در قبرستان هم نیستم برای اینکه من از لاشه ها خوشم نمی آید و مردم هنوز نفهمیدن که مرگ غیر از لاشه است پیرمرد من عقیده دارم که اگر پزشکان و متخصصین دیگر مرا معاینه کنند ممکن است زنده بمانم سایه باز هم اشتباه میکنی همه باید بمیرند و حتی همون پزشکان و اطبا و متخصصین هم بر اثر یکی از امراضی که ادعای معالجه آن را می نمایند فوت میکنند پیرمرد اگر آنها بیایند ممکن است چند روز دیگر مرا زنده نگه دارند سایه تو عقلت نمی این چند روزی که تو زنده بمانی به ضرر تو می باشد و, و سود تو در این است که هرچه زودتر بمیری که به همه چیز برسی. پیرمرد پس من دیگر امیدی ندارم سایه تو اکنون دارای بزرگترین امیدواری ها هستی و آن امید زندگی جاویدان است پیرمرد من از خدا می ترسم و بیم دارم که او مرا مجازات کند سایه خداوند بزرگتر و داناتر از این است که تو را مجازات نماید پیرمرد با این وصف من می ترسم که به حضور او برسم و او را ببینم سایه تو او رو نخواهی دید زیرا کسی نیست که بتواند خدا را ببیند پیرمرد پس تو هم او را بینی؟ سایه نه من هم او را بینم زیرا همه ما در وجود او هستیم و بنابراین نمیتوانیم او را ببینیم پیرمرد با حال استراب و وحشت حال من به هم خورد و احساس می کنم می خواهم خفه شوم چرا همه مرا تنها گذاشتند تو اقلا مرا تنها نگذار سایه وحشت نداشته باش من تو را تنها نخواهم گذاشت پیرمرد برای چه این قرعه فال به نام من بدبخت زده شد و چرا من یک نفر باید برای مردن انتخاب شوم و دیگران زنده بمانند سایه دیگران هم میمیرند در همین لحظه عده زیادی در اطراف جهان در حال احتضار میباشند پیرمرد قلب من نزدیک است از حرکت بایستد سایه بگذار به چون تو دیگر احتیاج به قلب نخواهی داشت پیرمرد با هیجان و التحاب من میمیرم من دارم میمیرم سایه آری تو میمیری و باید هم بمیری برای اینکه متولد شده ای و همانطور که نتیجه منطقی جمع دو عدد افزایش و تفریق دو عدد کاهش است نتیجه منطقی تولد هم مرگ میباشد پیرمرد ناله سختی می کند و قدر سر را از روی بالش بلند می نماید و بعد روی بستر می افتد و جان از بدنش خارج می شود. سایه نایه هم بالا پوش سیاه خود را دور می و فرشته زیبایی که دو بال سفید و نورانی دارد نمایان می شود و می گوید بیا برویم من مرگ تو بودم و اینک زندگی تو هستم و من و تو هر دو یکی هستیم و همواره با هم زندگی می کنیم و هرگز از یکدیگر جدا نخواهیم شد و پیوسته زندگی خواهیم کرد. فصل چهارم یاد ها وقتی که شرح بدبختی خود را به دیگران می گویید آنها گوش می دهند ولی مثل این است که صدای شما را نمی شنوند. حتی آنهایی که گرفتار بدبختی مشابهی شده بودند برای شنیدن شرح بدبختی شما گوش شنوا ندارند. زیرا انسان بالفطره این آفریده شده است که شریک درد و غم دوستان خود نیست و یا در شادی آنان شرکت ندارد. زیرا در بدن ما عضوی یا عصبی نیست که ما را شریک نیکبختی یا بدبختی هم نو نماید. در صورتی که مورچهها ها و موریانه ها دارای عضو مخصوصی هستند که آنها را شریک غم و شادی هم نوعشان می نماید. اگر انسان شریک بدبختی هم نوع خود می بود، هیچ کس نباید بتواند تاریخ فجایی گذشته و یا امروز را بخواند. در صورتی که ما این تاریخ ها را می خانیم بدون اینکه متاثر شویم. میزا که در دنیا هست، الزامن باید نامحدود باشد. زیرا چیزی نیست که آن را محدود کند و اگر چیزی بود که آن را محدود می کرد همان ماده بود. به همین ترتیب فضایی که این مواد را در بر گرفته نیز نامحدود است. زیرا فضایی نیست که آن را محدود کند و اگر فضایی بود که آن را محدود می کرد همان فضا بود. ولی مثل این است که مقدار فضا بیش از ماده است برای اینکه فضا ماده را در بر گرفته و بین مواد فضای خالی زیادی موجود می باشد. چون فضایی که پر از ماده باشد در نظر ما فضا نیست بلکه ما فاصله بین دو ماده را به نام فضا می خانیم. کاملا واضح است که این فضا که به نظر ما خالی می آید در واقع خالی نیست بلکه پر از چیزی است که نمی دانیم چیست. ولی عرفا ما فضا را خالی می دانیم. با توجه به آنچه که در اینجا گفته شد ما دو چیز داریم که نامحدود و بیپایان است. یکی از آن دو ماده و دیگری فضا یا مکان می باشد. اما عجب آنکه یکی از این دو بزرگتر از دیگری است زیرا ما هموار فضا را بزرگتر از ماده می بینیم. اگر قدری فکر کنید متوجه می شوید که ما با چه مسئله بغرنجی مواجه شده ایم. زیرا از یک طرف این دو چیز نامحدود چون هر دو نامحدود هستند باید با هم مساوی باشند و از طرف دیگر به طوری محسوس بر ما آشکار است که یکی از آن دو یعنی فضا بزرگتر از ماده است و عقل قبول نمی کند که دو چیز هم با هم مساوی باشند و هم نباشند مگر اینکه یعنی بگوییم که بینایی ما را فریب می دهد و ماده و فضا جز دو صورت از یک چیز نمی باشد. و شاید هر دو یک چیزند و حتی از حیث صورت با هم فرق ندارند و این با سره ما می باشد که آنها را این چنین می بیند. آیا متوجه هستید که عوامل شعر در دنیا تغییر نکرده است و ما با وجود ترقیات بزرگی که در علم و صنعت کرده ایم عوامل اشعار ما همان است که در زمان محاصری شهر تروا بود؟ و علوم و صنایع نتوانست از کوچکترین عاملی بر عوامل گذشته بیافزاید شاعر امروز هنگامی که شعر میگوید همان چیزها را به کار میبرد که هومر در یونان باستان به کار میبرد حضرت مسیح که خسته شده بود نزدیک چاه یعقوب نشست و یک زن سامری آمد که از چاه آب بردارد حضرت مسیح به آن زن فرمود که به من آب بده بنوشم و بعد فرمود اگر تو میدانستی که این شخص که به تو میگوید به من آب بده کیست خود تو از او درخواست میکردی که به تو آب برای نوشیدن بدهد و او به تو یک آب حیات میداد زن گفت به طوری که من میبینم تو ظرفی نداری که به وسیله آن آب از چاه بیرون بیاوری و این چاه هم عمیق است لذا آب حیات را از کجا خواهی آورد حضرت مسیح فرمود هر کسی آب این چاه را بنوشد باز تشنه خواهد شد ولی اگر کسی آبی را که من به او میدهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زیرا آن آب در وجود او چشمه ای خواهد شد که همواره خواهد جوشید زن گفت در این صورت قدری از این آب به من بده که من دیگر تشنه نشوم و ناچار نباشم برای آوردن آب به لب این چاه بیایم بعد از این سوال و جواب حضرت مسیح راجع به موضوع دیگری صحبت کرد و در خصوص شوهرانی که او کرده بود با وی گفتگو نمود و آن زن بدون اینکه از موضوع آب یا چیزی بفهمد دور شد صحبت حضرت مسیح با این زن خیلی در توجه است زیرا حضرت مسیح اصراری نداشت که آن زن بفهمد که آب زندگانی چیست اگر اصرار داشت که آن زن معنی گفته او را بفهمد موضوع صحبت را تغییر نمیداد. بنابراین پیغمبر خدا که ما ایسویان او را فرزند خدا میدانیم زیاد علاقه نداشت که مردم تمام گفته های او را بفهمند. وقتی که دشمن شما را اذیت کرد و قلب شما پر از کینه او شد ولی نتوانستید از او انتقام بگیرید قصه نخورید و بر خود نپیچید زیرا مرور زمان چنان از او انتقام خواهد گرفت و طوری او را پیر و شکست و ناتوان خواهد کرد که شما نمیتوانستید او را آنطور زبون و ناتوان کنید اگر یک هوش و ذکاوت بزرگ و جهانی دنیا را اداره نکند لازمش این است که یک بلاحت و حماقت بزرگ و جهانی دنیا را اداره نماید ولی همانطور که عدم و نیستی غیر ممکن است حماقت جهانی هم غیر ممکن می باشد ولی حالا که یک هوش و ذکاوت بزرگ و جهانی دنیا را اداره می کند پس این اشتباهات که به نظر ما می رسد، چیست؟ چون یک هوش و ذکاوت بزرگ و جهانی نباید هرگز مرتکب اشتباه شود زیرا اگر اشتباه کند دیگر هوش و ذکاوت بزرگ و مطلق نیست ممکن است بگوییم که این ما هستیم که اشتباه می و هوش و ذکاوتی که جهان را اداره می کند اشتباه نکرده و نخواهد کرد. به احتمال قوی همینطور است و اشتباه از ماست. ما ولی هوش و ذکاوتی که ما بدان وسیله در اعمال هوش و ذکاوت جهانی قضاوت می کنیم نیز از طرف هوش بزرگ و جهان به ما داده می شود. در این صورت چرا راضی شد که ما برخلاف او کم هوش و ناتوان باشیم؟ آیا ممکن است دانست که مردگان با چه زبان صحبت می کنند؟ آنچه مسلم می باشد این است که اگر اموات زبانی داشته باشند ما زبان آنها را نمی فهمیم. از کجا که زبان آنها سکوت نباشد زیرا ما با اینکه هنوز به درجه تکامل مردگان نرسیده ایم گاهی با سکوت مطالبی را به یکدیگر میفهمانیم که یک زبان بلیغ نمیتواند بفهماند هر چه ما تصور می کنیم و آنچه به فکر ما می رسد هر قدر عجیب و غیر منطقی باشد به طور حتم در این دنیا وجود دارد یا وجود داشته و یا وجود خواهد داشت. زیرا محال است که ما بتوانیم چیزی را تصور نماییم که وجود نداشته باشد و یا در آینده به وجود نیاید چون اگر می توانستیم چنین چیزی را تصور و توهم نماییم در آن صورت آفریدگار جهان می شدیم زیرا تصور کردن چیزی که وجود نداشته باشد آفریدن آن چیز است و جز خداوند کسی نمی تواند چیزی را بیافریند اگر چیزی در خارج از خداوند وجود می داشت که مشمول مقررات خداوند نمی شد و یا جز و قلم رو و هستی خداوند نبود در آن صورت همان چیز خداوند اصلی بود و چون چنین چیزی محال است لذا در خارج از خدا هیچ چیز وجود ندارد محال است دولتی به وجود بیاید که برای همیشه خوب باشد برای اینکه انسان این طور آفریده شده که وقتی مجتمع شد به قدری محدود و کوتاه فکر می شود که نمی توان آن را به وسیله هوش و ذکاوت و عقل اداره کرد. گفتم برای همیشه زیرا ممکن است دولتی به وجود بیاید که برای مدتی محدود خوب باشد ولی بعد از چندی همین دولت خوب به واسطه خاصیتی که در هر دولت وجود دارد خراب و فاسد می شود و موجبات و بدبختی جامعه و ملتی را که اداره می کند فراهم می نماید. یک شب در یک تیمارستان به صحبت دو دیوانه گوش می دادم. یکی از آن دو تصور می کرد که هنوز به دنیا نیامده و دیگری تصور می کرد که مرده و از جهان رفته است. این دو نفر دیوانه دوستانه با یکدیگر مباحثه میکردند و من متوجه شدم که با هم توافق نظر دارند وقتی که زیادتر دقت کردم دیدم که علت توافق نظر آنها این است که هر یک از آنها فقط به دلایل خود گوش میدهد بدون اینکه دلایل دیگری را بشنود در همون ساعت که ما متولد میشویم مرگ ما هم متولد میشود و حتی این موضوع امروز نیز به طریق علمی ثابت شده است. زیرا از همان ساعت اول که ما متولد شدیم سلول های حیاتی ما پیر می شوند. این سلول که رفته رفته و سخن ما را قوی می کنند، موهای سر ما را می رویانند، دندان ها را بیرون می آورند و علائم بلوغ را در ما آشکار می نمایند، با هر یک از این مراحل یک مرحله در طریق پیری به طرف مرگ ما جلو می روند. این است که مرگ ما با خود ما به وجود می آید و هرگز از ما جدا نمی شود و دائما مثل مادر مهربانی مواظب ما می باشد و با ما از این جهان به دنیای دیگری می رود. اگر در یک ظرف دو قطره آب را که کنار یکدیگر هستند بدون به کار بردن وسیله ای بتوانید از هم جدا کنید مرگ و زندگی را هم می توانید از هم جدا نمایید پزشکان و جراحان بزرگ خیال می کنند که می توانند مرگ را گول بزنند. قافل از اینکه مرگ گول نمی خورد و آنها فقط مشتریها و بیماران خود را گول می زنند. ایزوکرات خطیب و فیلسوف آتنی می گفت که بسیاری از اشخاص از بدبختی دیگران بیش از نیکبختی خود لذت می برند. این گفته درست است و به همین جهت بسیاری از اشخاص نمی توانند تحمل کنند که در پیرامون آنها یک آدم بدبخت نیکبخت گردد. من خود زنی را دیدم که وقتی شنید یکی از آشنایان فقیر او بیلیت بزرگ لاتری را برد از فرط اندوه گریه می کرد. آیا دنیا می داند که به کجا می رود؟ برای چه دنیا باید بداند که به کجا می رود؟ دنیا کجا میتواند برود زیرا هر جا برود دنیاست و حتی مثل فرفره نمیتواند اطراف خود بچرخد زیرا مکان و ظرفی نیست که در آن بچرخد زیرا هر ظرف و مکانی همان دنیا میباشد ما در سایه حوادث آینده زندگی میکنیم و حوادث بعدی روی سرمان سایه انداخته است به همان اندازه که حوادث گذشته تا فود سرنوشت ما را تشکیل می دهد حوادث آینده که هنوز نیامده همانقدر در سرنوشت ما اثر قطعی دارد این حوادث حتما فرا خواهد رسید و ما از چنگ آنها نمی توانیم بگریزیم فراموش نمی کنم هنگامی که در لرد بودم کشیشی از یکی از مردم پرسید که شما چند سال دارید و او در جواب گفت پنجاه سال است که مرگ هنوز به سراغ من نیامده است ویلیر دولیسل آدان به نوشتن کتاب هوای آینده مشغول بود و بیش از دو فصل نداشت که کتاب را تمام کند آدان این کتاب را به نام ادیسون آمریکایی مختره معروف نوشته بود در همان ایام که میخواست کتاب را به پایان برساند از طرف اداره اجرای مال اجاره ها آمدند و چون کرایه خانهش پس افتاده بود تمام اساسیه و کتاب های او را ضبط کردند و بر طبق قانون جز یک تخت خواب و یک میز و یک صندلی و یک قلم و دوات برای او چیزی باقی نگذاشتند. زیرا قانون اجازه نمی دهد که ابزار کار کسی را برای مال اجاره عقب افتاده زفت کنند و ابزار کار نویسنده هم فقط قلم و دوات است. همان شب ما در یکی از کافه های محله مومارتر که محل شماه ما بود او را دیدیم و از حالش پرسیدیم. او گفت دوستان عزیز به قدری در این کره خاک به من بد گذشته که من در دنیای دیگر هرگز این سیاره را فراموش نخواهم کرد. با اینکه همه ما جوان بودیم ولی به طرزی محسوس ابدیت را مقابل خود میدیدیم و فکر می کردیم که ما هم مثل او هرگز این سیاره را فراموش نخواهیم کرد. آیا طبیعت هم مثل ما می باشد و آن هم یکی از مخلوقات خداوند است و به همین جهت احتیاج دارد که روی ما و سایر جانوران آزمایش کند تا چیزهایی یاد بگیرد؟ ظاهرا باید اینطور باشد زیرا اگر طبیعت به طوری که بعضی میگویند همان خدا بود احتیاجی به آزمایش نداشت در صورتی که ما به طرزی محسوس از آغاز خلقت زمین تا امروز مشاهده مینماییم که طبیعت آزمایش می کند چرا جای دور برویم در همین زندگی محدود و کوچک خودمان یک نفر نادان محال است بتواند اظهارات یک نفر فهمیده را بفهمد و عدهای زیادی از بزرگان دنیا نیز از این جهت توسط عوام و نادانان کشته شدند که آنها نمیتوانستند معنی حرفهای آنان را بفهمند ما با اینکه نادان هستیم ولی گناه دیگران را میبخشیم زیرا بعد از تعمق متوجه میشویم شخصی که به ما توهین کرده و یا سبب آزار ما شده در وضعی قرار گرفته بود که شاید نمیتوانست به ما توهین نکند اتفاق افتاده که حتی حکمرانان ظالم و خونخوار هم گاهی گناه زیر دستان خود را بخشیدند زیرا متوجه شدند که زیر دست آنها از فرط ناامیدی و یا بدبختی به آنها مثلا دشنام داده است در این صورت چگونه ممکن است که خداوند با عظمت ما را نبخشد و متوجه نشود که گناه ما در فلان موقع ناشی از علل و جهاتی بوده که اگر آن علل وجود نمی داشت ما مرتکب آن گناه نمی شدیم. ما که نادام و جاهل هستیم دیگران را میبخشیم و در این صورت به طور حتم کسی که دانای مطلق است ما را خواهد بخشید یکی از بزرگان به نام فرانسو و کورل گفته است که خداوند به قدری بزرگ و وسیع می باشد که هر وقت بخواهیم از او دور شویم برعکس به او نزدیک و ملحق می شویم. این گفته کاملا صحیح است چون ما خود در ذات خداوند یعنی در ذات هستی زندگی می کنیم. و اگر مقدور بود که یک لحظه با خداوند نباشیم اصلا وجود نمی داشتیم و دنیا هم وجود نمی داشت. مرد شوخی از سر شوخ طبی می گفت من نمی خواهم به بهشت بروم چون در بهشت هیچ امیدواری وجود ندارد زیرا بهشت پایان و سرمنزل و مرحله آخر تمام امیدواری هاست در صورتی که اگر به جهنم بروم خیلی امیدوارم و فکر می کنم که ممکن است روزی بخشیده شوم و دروازه های بهش را به رویم بکشایند ولی این مرد متوجه نبود که امید و ناامیدی چیزهایی است که اینجا مفهوم و موجودیت دارد و همین که از دروازه مرگ گذشتیم تمام این صحبت ها به کلی بیمعنی می شود. معمولا میگویند که اعتقاد ما باید بیش از ایمان ما باشد یعنی تنها ایمان برای ما کافی نیست و بلکه باید بالاتر برویم ولی افسوس که از هر یک میلیون نفر شاید یک نفر هم به این مقام نرسد و وقتی به این مرحله رسید رابطه او با سایر افراد قطع می شود زیرا نمی تواند به دیگران بفهماند که او چه چیزهایی می فهمد و چه معتقداتی پیدا کرده است به احتمال زیاد اگر سعی کند که استنباطهای خود را به دیگران بفهماند متهم به جنون خواهد شد و این در صورتی است که متهم به کفر نشود یگانه امیدواری ما در این جهان این است که بعد از مرگ یاد ما باقی بماند ولی از صد هزار نفر که از جهان می روند بیش از یک نفر به این آرزو نمی رسد و خاطره آن یک نفر هم بعد از یک واجه تاریخی یا یک واجه طبیعی از بین می روند. به طوری که هیچ قوه و وسیله ای در جهان وجود ندارد که بتواند تضمین کند که یاد کسی بعد از مرگ او باقی میماند. اشکال در اینجاست که ما باید تصدیق کنیم که جهان با نادان است و از آغاز و انجام خود اطلاع ندارد. زیرا اگر دنیا دانا بود و از آغاز و انجام خود اطلاع می داشت و می دانست که از کجا آمده و به کجا می رود به طور حد محدود می گردید. و دیگر بیپایان و نامحدود نبود زیرا شرط بیپایان و نامحدود بودن این است که جهان نداند آغاز و انجام آن کجاست و از کجا آمده و به کجا میرود آن وقت ما از این جهان که نادانه است انتظار داریم که درباره ما مثل یک نفر دانا رفتار کند ولی نقطه مقابل این گفته هم آن است که نادانی در مغز ماست و نه در دنیا و چون مغز ما نادانه است این طور فکر رو قضاوت می کند. خردمندترین افراد کسی است که بتواند در عرصه بیپایان جهالت خود جاهای دورتری را در نظر آورد. ما قبل از تولد در این جهان بودیم، بعد از مرگ نیز در این جهان خواهیم بود. در قبال گذشته و آینده زندگی زمینی ما یک معمای عجیب است چون نمیتوان فهمید اکنون که ما زنده هستیم به کدام یک از دو مرحله گذشته و آینده بیشتر تعلق داریم اگر شما هزار بار بیش از این عاقل و فکور باشید خداوند در نظر شما هزار مرتبه مرموزتر می شود یعنی فهم و عقل شما هزار مرتبه برای ادراک اسرار خداوند ناتوانتر می گردد زیرا بر اثر ترقی فکر و عقل بیشتر به عظمت او پی میبرید و به همان نسبت زیادتر خود را برای فهم اسرار ذات پاک باری تعالی ناتوان میبینید آنچه را که ما افراد بشر به نام ترقی میخوانیم تغییراتی است که در زندگی محدود و کوچک ما پیدا میشود و تازه همین تغییرات همچون چون عمقی نیست و نمیتواند ماهیت روح ما را تغییر بدهد چندان جالب توجه نیست در واقع در عرصه بی پایان زمان و مکان هیچ چیز جلو عقب نمی رود و همه چیز هموار مطیع قوانین ازلی ابدی و یک نواخت است چیز غریبی است اکنون که من به پایان زندگی خود رسیدم مثل این است که زندگی نکردم و گویی که زندگی من شروع نشده زیرا تازه میخوام بفهمم که اگر باقی بمانم چگونه میتوانم زندگی کنم برای توضیح پیدایش خداوند و جهان یگانه چیزی که میتوان گفت این است که خداوند و جهان هرگز به وجود نیامده یعنی همواره بوده و خواهد بود زیرا به محض اینکه بگوییم خداوند به وجود آمد بیدرنگ این سوال پیش میآید چه کسی او را به وجود آورد ولی مغز ما نمیتواند این یگان توضیح را بفهمد فرشتگانی که به زمین آمدند همه به زبان ما صحبت کردند و گفته آنها مطالبی بود که ما بتوانیم بفهمیم زیرا اگر آنها به زبان خود صحبت می کردند و مطابق عقل خیش حرف می زدند ما حرفای آنها را نمی فهمیدیم. امروز هم امواج فقط به زبان ما صحبت می کنند. زیر گوش ما نمی تواند صدای آنها را بشنود و عقل ما قادر نیست که مطالب آنها را که بین خود می گویند بفهمد. آیا سنگی که کنار جاده افتاده می داند که وجود دارد؟ این سوال در نگاه نخست یک پرسش کودکانه است. در صورتی که چنین نیست و اگر ما بدانیم که جمادات نیز مثل ما از وجود خود مطلع هستند قدم بزرگی در راه اطلاع بر اسرار جهان برداشته ایم. اگر کسی ناگهان هم بتواند همه چیز را ببیند یعنی جهان نامحدود و فضای بیپایان و علل پیدایش جهان و گذشته و آینده و آغاز و انجام در نظرش آشکار شود آیا میتواند چیزی بفهمد و آیا فهم که ما آن را بزرگترین مزیت خود نسبت به تمام موجودات می دانیم؟ یکی از نواقص بزرگ ما در راه وصول به مرحله کمال مطلق نیست؟ زیرا آنکس کس که همه چیز را می بیند و همه جا هست چه احتیاجی به فهم دارد؟ آن کس که همه چیز می داند، فهم را می خواهد چه کند و چه استفاده ای از آن می نماید؟ ولی عقل و شعور ما طوری است که نمیتوانیم قبول کنیم که در این جهان کسی احتیاج به دانایی و فهم نداشته باشد چند روز قبل که عکس دوره 20 سالگی خود را از نظر می فکر می کردم که اکنون که متجاوز از 80 سال سن دارم آیا من همین شخص هستم بعد متوجه شدم من امروز قطع نظر از مختصر شباهت قیافه هیچ مناسبتی با آن عکس ندارم و گویی که ما دو مرد اجنبی هستیم که هیچ یکدیگر را نمیشناسیم، اما به خاطرم آمد که وقتی 20 ساله بودم به طرزی مبهم میل داشتم که همین حرفای امروز را بزنم. منتها به خاطرم نمی آمد که چگونه می این حرفا را زد. یگان موتور و قوه محرک زندگی شرعی و عرفی ما ترس از مرگ است. و اگر ترس از مرگ را بردارید زندگی شرعی و عرفی ما هر دو تعطیل می شود. باید دانست که اگر نام مرگ را که دارای مفهوم فنامی باشد برمی داشتیم و نام تولد را که دارای مفهوم آغاز زندگی است روی مرگ می ترس مردم از مرگ به مقدار زیادی تقلیل می آفت. یکی از مسائل قامز این است که شیطان که خداوند را می شناخت و همواره با خداوند صحبت می کرد چگونه جرأت نمود که اوسیان کند و در قبال خداوند غرور به دهد و از اطاعت امر خداوند سرپیشی نماید آیا فکر می کرد که چون او در هستی جای دارد خداوند او را نیست نخواهد کرد زیرا جایی نیست که در آنجا عدم وجود داشته باشد؟ این را هم بگویم که فکر اوسیان شیطان نسبتاً جدید است و گویا از چهار و یا پنج هزار سال و حد اکثر شش یا هفت هزار سال تجاوز نمی نماید. چون در آغاز مذهب هندویست در هندوستان فکر شیطان وجود ندارد و من در این خصوص آنچه کسب اطلاع کردم در کتاب راز بزرگ منتشر نمودم. محتاج به توضیح نیست که شیطان در بسیاری از موارد بیگناه است زیرا ما افراد بشر کینه توزی و حرس خود را به اون نسبت می دهیم و وقتی خود از راه شهوت و کینه و حرس مرتکب گناهی می شویم می گوییم شیطان این کار را کرد در صورتی که او هیچ خبر نداشته باشد دیوانه ای را می شناختم که می گفت صدای عبور زمان را از مقابل خود می شنوم. و حتی می گفت که خود زمان را میبینم که از مقابل من میگذرد من از او پرسیدم که زمان را به چه شکل میبیند و عبور آن را چه نوع میشنود ولی او به من جواب نداد همین دیوانه می گفت که وی صدای کودکانی را که در آینده متولد میشوند میشنود تمام رمان نویسان سعی می کنند کتابی بنویسند که بتوانند در آن واقعیت زندگی یک یا چند نفر را همانطور که هست به ما نشان بدهند. ولی آیا تا کنون کسی از عهده این کار برآمده است؟ هرگاه ذات بدی و شر و روح خبس و تبهکاری در جهان وجود می داشت، هیچ چیز نمی توانست وجود داشته باشد. چون بدی و تبهکاری به قدری قوی می بود که نیکی را از بین می برد. و از آن گذشته عقل قبول نمی کند که خالق جهان که از هر حیث کامل و بدون نقص است به دست خود بدی و شر را بیافریند. با اینکه ناچار باید تصدیق کرد که همه چیز از روز اول پیش بینی شده است ولی این سوال به ذهن ما می رسد که آیا بعضی از حوادث کوچک و بدون اهمیت زندگی ما آنقدر مورد توجه بوده که این زحمت را بر خود روا دارند و آن را قبلا پیش بینی کنند و در زندگی ما تثبیت نمایند؟ لافونتن در یکی از کتابهای خود از یک کاخ با شکوه و بزرگ صحبت می کند که در آنجا آنچه وجود نداشت و آنچه هرگز به وجود نمی آمد با یکدیگر تلاقی می کردند. در این جمله فقط طرز بیان طوری است که انسان نمیتواند چیزی بفهمد وگرنه مفهوم آن جز زندگی چیز دیگری نیست چون آنچه وجود نداشت بدون معنی است و آنچه هرگز به وجود نمیآید نیز بدون معنی می باشد زیرا همه چیز موجود بوده و همه چیز هم به وجود می آید و حتی جمله اخیر هم بدون معنی می باشد چون هیچ چیز به وجود نمی آید و هرچه به وجود بیاید چیزی است که سابقا وجود داشته است وقتی که ساعت خود را کوک می کنیم به منزله غذایی است که به مرگ خود می دهیم. زیرا خوراک مرگ عبارت از ساعت زندگی ماست و ما که فکر می کنیم با کوک کردن ساعت ساعت جدیدی را به وجود می آوریم متوجه نیستیم که وسایل رضایت خاطر مرگ خود را فراهم می نماییم. یکی از دوستان بدبخت من می گفت که عمر من بدون فایده گذشت و نتیجه ای از آن گرفته نشد این گفته او درست نیست زیرا هر کس که عمر می کند یک نتیجه قطعی می گیرد و آن این است که به مرگ نزدیک می شود. خداوند که همه چیز را میداند داند محتاج تجربه نیست زیرا یک واقعه جدیدی به وجود نمی آید که چیزی بر معلومات خداوند بیافزاید. ولی آزمایش و تجربه برای ما مفید است زیرا به تدریج چیزهایی یاد می گیریم و نواقص خود را تکمیل می کنیم. این فضایی که پدران ما تصور می کردند خالی است مرکز چنان جنب و جوش و فعالیتی می باشد که فعالیت زندگی ما در قبال آن حکم سکوت مرگ را دارد. هزارها نوع اشعه و امواج دائما در فضا مشغول رفت آمد هستند و سرعت بعضی از این امواج به قدری زیاد است که اصلا حرکت ندارند. این هم یکی دیگر از اسرار عجیب دنیاست که چیزی از فرط سرعت بدون حرکت باشد و از جای خود تکان نخورد. ما امروز فقط یکی از این امواج سری و سیر را که از فرط سرعت بدون حرکت هست میشناسیم، شناسیم. آمو جاذبه می باشد. سرعت موج جاذبه به قدر زیاد است که در یک لحظه تمام جهان را طی می کند. و هیچ وسیله و مقیاسی نمیتواند تشخیص بدهد که این مو چه وقت از مبدع دنیا حرکت می کند و به منتهای آن می رسد. این فضای بی پایان به طوری که مشاهده می کنیم محتوی ماده است. اما مواد فقط قسمت کمی از دنیا را اشغال کرده است و بقیه خالی است. کسی نمیداند که بین ماده و فضا کدام یک بیشتر اهمیت دارد و آیا فضا را برای این به وجود آوردند که ماده باقی بماند و یا ماده به وجود آمده است تا فضا وجود داشته باشد؟ پیشینیان که نمی توانستند وجود خلا را بپذیرند می گفتند که فضا پر از اتر است و بر آنها بحثی نیست که چرا نمی دانستند اتر چیست چون امروز ما هم که ادعای دانایی می کنیم نمی دانیم که چند واژه در فضا وجود دارد و نمی دانیم که آیا امواج نور که از ستارگان دیگر به ما می رسند خود حرکت می کنند یا بر بال امواج دیگر سوار می شوند و خود را به ما می رسانند. نظریه هایی هم در این خصوص گفته شده که از حدود پندار تجاوز نمی کند و واجد حقیقت نمی باشد. زمان را تا اندازه می توانیم تصور کنیم و بفهمیم. حرکت عقربه ساعت و ضربان قلب ما نشان می دهد که فاصله بین دو حرکت زمان است. ولی مکان را نمی توانیم بفهمیم که چیست. فرض کنید که در جهان ماده وجود نداشت و این ستارگان هم نبودند و امواجی هم که در فضا مشغول حرکت هستند وجود نداشتند. در آن صورت آیا می توانستیم باز هم قائل به وجود مکان شویم و آیا ممکن بود که بتوان استنباط کرد که فضا چیست؟ امروز چون مکان پر از ماده و امواج است ما فکر می کنیم که فضا وجود دارد ولی اگر ماده و امواج نمی بودند آیا ممکن بود تصور کرد که مکان هست؟ این موضوع به قدری دقیق است که مغز هر قدر می خواهد آن فکر کند قلاب فکر و تعقل روی چیزی بند نمی شود. امروز ما می دانیم که زمان به خودی خود وجود خارجی ندارد بلکه فاصله بین دو حرکت است و طبعا وقتی فاصله بین دو حرکت زمان بود خود حرکت هم زمان می شود و اگر حرکت نباشد زمان هم نیست. اما مکان و یا فضا چطور؟ آیا اگر حرکت وجود نمی داشت، مکان موجود داشت و یا از بین می رفت؟ آیا ای یک ظرف مستقل به نام فضا یا مکان وجود دارد که همه چیز اهم از موج و ماده و حرکت در آن زندگی کند و یا وجود مکان تابع وجود موج و ماده و حرکت است ما با اینکه خود مکان هستیم و به اندازه ظرفیت خود ظرف مکان را پر کرده ایم نمی توانیم به این موضوع پی ببریم ولی گویا اگر ماده و موج و حرکت نمی بود فضا یا مکان هم نمی بود این را رو از روی قرینه نمی گوییم ولی در مورد زمان به طور واضح بر ما معلوم است که زمان تابع حرکت است و اگر حرکت نمی بود زمان هم نمی بود بارها گفته که این چشم و احساسات جسمانی و باطنی ماست که زمان و مکان را به این شکل استنباط می کند. اگر ما داره این احساسات نبودیم زمان و مکان را به این وضع استنباط نمی کردیم. اسپانسکی دانشمند لهستانی عقیده دارد پرندگان از فضا یا مکان فقط یک بود یعنی درازای آن را استنباط می کنند و پهنی و عمق یا ارتفاع برای آنها بدون معنی است. با اینکه پرنده دائما در سه بعد فضا که طول و عرض و ارتفاع باشد پرواز می نماید ولی فقط درازی را استنباط می نماید. بعید نیست که اینطور باشد و پرندگان نتوانند که پهنا و عمر را استنباط کنند. افلاتون در مثال معروف خود میگوید اگر انسانی را از آغاز طفولیت در زمین قرار بدهند به طوری که نتواند دست و پای خود را تکان بدهد در مقابل او دیوار سفیدی باشد که سایه های پشت سر او روی دیوار بیفتد و با توجه به اینکه دیوار مزبور به قدری دراز و بلند باشد که آن شخص نتواند ابتدان را ببیند و کسی هم از مقابل او عبور نکند برای این شخص بود سوم که عمق یا ارتفاع یا زخامت است بدون معنی می باشد. زیرا او فقط سایه هایی را رو که روی دیوار سفید میافتد می بیند و چون آن سایه ها فقط دو بعد درازا و پهنا دارند لذا بعد سوم که زخامت یا ارتفاع است برای او بدون معنی است زیرا او فقط سایه هایی را رو که روی دیوار سفید میافتد می بیند و چون آن سایه ها فقط دو بعد درازا و پهنا دارند لذا بعد سوم که زخامت یا ارتفاع است برای او بدون معنی است و چون بدن او در خاک قرار گرفته است نمیتواند دست و پا را تکان بدهد و اعضای بدن را لمس نماید و به این طریق به زخامت پی ببرد ما انسان ها در حالت خلصه می توانیم با همین قالب جسمانی از یک سوراخ سوزن عبور کنیم بدون اینکه متوجه عرض و کلفتی بدن خود باشیم و اصلا مثل اینکه بدن ما پهن و کلفت نیست این قرائن که البته دلیل نیست نشان می دهد که مکان یا فضا که عبارت از سه بود طول و عرض و ارتفاع است به خودی خود وجود خارجی ندارد بلکه این احساسات ما است که آن را اینطور می بیند. شاید زنبور و اصل فضا رو طور دیگری استنباط می کند و شاید مرچه ها که به واسطه سبکی جسه مطیع قوه جاذبه نیستند و به همین جهت از سقف عبور می کنند بدون اینکه پایین بیفتند نمی توانم بفهمند که پهنی و کلوفتی چیست. با این وضع فراز بزرگ مکان یا فضا یکی از اسرار با عظمت دنیا برای ماست. چون هر وقت که بخواهیم فکر کنیم که اگر مواد و امواج نبود آیا مکان وجود می داشت یا نه فکرمان به جایی نمیرسد. یعنی چیزهایی به فکرمان می رسد که به محض اینکه می خواهیم آن را بگیریم مثل ماهی لغزیده و فرار می نماید و چیزی در دست باقی نمی ماند ما برای ادراک حقیقت دنیا هیچ وسیله سنجش به جز مغز خود نداریم و چون مغز ما دارای ابتدا و انتهاست و به عبارت دیگر مدور است تصور می که دنیا حتما باید دارای ابتدا و انتها و آغاز و انجام باشد و خیلی دشوار و بلکه محال است که ما بتوانیم دنیایی را در مغز خود تصور نماییم که بی پایان باشد ولی عقل و استدلال که از تصور جلوتر می رود حکمی نماید که دنیا نامحدود و بدون پایان می باشد ولی همین دنیای نامحدود و بدون پایان با تمام قوانین عظیم و عجیبی که بر آن حکم فرمایی می کند ممکن است که از یک شبه یک تابلوی نقاشی و یک خواب و خیال بیش نباشد. طبیعی است که ما نمی بگوییم که دنیا نیست و وجود ندارد. برای اینکه محال است که نیستی و وجود داشته باشد بلکه مقصودمان این است که همین هستی و موجودیت که این همه در نظر ما بزرگ و عظیم جلوه می نماید شاید بیش از سایه ای از یک چیز دیگر نباشد و شاید اصلا چیز دیگری وجود ندارد و هرچه هست همان سایه است. شما از این دنیای عظیم که میلیاردهای کهکشان در آن مشغول حرکت هستند جز یک تصویر و یک شبه که در چشم و دوربین و عکاسی شما منعکس می شود چیز دیگری نمی بینید. من اعتراف می کنم که در این دنیا موجوداتی شاید باشند که اطلاعات آنها در خصوص جهان از حدود شبه و تصویر تجاوز می نماید. من قبول می کنم که در این دنیا شاید موجوداتی هستند که هزارها موج از امواج دنیا را استنباط می نمایند و به معانی آنها پی می برند. من قبول می کنم که اگر خورشید و یا کهکشان آندرومید که میگویند بسی از کهکشان ما بزرگتر است بخواهد درباره دنیا فکر کند تنها به تصویر و شبه آن نظر ندارد یعنی اطلاعات بیشتری از ماهیت آن برای وی حاصل می شود ولی برای ما که فقط به وسیله پنج حس شنوایی، بویایی، بینایی، لامسه و ذائقه و چند حس باطنی باید دنیا را بشناسیم، این جهان غیر از خواب و خیال و وهم و پندار چیز دیگری نیست. اکنون سر را بلند کنید و نظری به آسمان بیاندازید. اگر شب باشد مشاهده خواهید کرد که میلیون ها ستاره روی یک صفحه عکاسی منعکس شده است. این میلیون ها ستاره و میلیاردها ستاره دیگری که در پشت آنها هستند یکی بعد از دیگری قرار گرفته و دنیای عظیمی را که به قول انیشتین شعاع آن سه هزار سال نوری است تشکیل می دهند. ولی افسوس که این همه عظمت و این همه اسرار برای ما محدود و منحصر به همان صفحه عکاسی مسطح می شود. و جز مختصری روشنایی هیچ صدایی و هیچ خبری از این دنیا نمیشنویم و فردا که چشم از جهان بستیم و لاشه ما را به خاک سپردند انگار که نما ما بوده ایم و نه دنیا وجود داشته است گرچه دنیا هرگز از بین نمی رود و همواره بوده و خواهد بود ولی چون ما نیستیم که دنیا را بشناسیم مثل این است که دنیا وجود ندارد و به هر حال از نقطه نظر ما دنیا غیر موجود خواهد بود یک نشانه و قرینه دیگری را ذکر می کنم تا نشان داده شود که چگونه دنیا خواب و خیالی بیش نیست. کهکشان آندرومید که یکی از تا کهکشان دنیا می باشد و به تنهایی میلیون ها خورشید دارد بر طبق تئوری و نظریه آبل لمتر استاد دانشگاه لوون در بلژیک در طی مدت دوازده هزار میلیون قرن دوازده میلیارد قرن یک مرتبه در اطراف خود می گردد. اقربک کوچک ثانیه شمار ساعت من و شما در ظرف 60 ثانیه که یک دقیقه باشد یک مرتبه در اطراف خود می گردد. و اگر ساعت ما یک اقربه سالس شمار داشت، اقربه مزبور در ظرف یک ثانیه که 60 سالس است، یک مرتبه در اطراف خود گردش می کرد. بنابراین برای این دنیا حرکت کهکشان آندرومد در طی دوازده میلیارد قرن با حرکت اقربه ثانی شمار و یا سالس شمار من و شما عینا مساوی است و کوچکترین تفاوتی بین دوازده هزار میلیون قرن و یک ثانیه وجود ندارد چون این دنیا دارای قلب و کلیه و کبد نیست و خون در عروغ او جریان ندارد که به مرور زمان پی ببرد اگر این ضربان قلب و حرکت منظم و یک نواخت و نوسانی خون در رنگهای ما نبود ما نیز به مرور زمان پی نمی بردیم و در نتیجه یک ست هزار میلیارد قرن با یک ثانیه در نظر ما مساوی می بود. و باز به همین جهت است که وقتی از این دنیا رفتیم و لاشه ما را به خاک سپردند یک ثانیه با یک ست هزار میلیارد قرن در نظر ما مساوی خواهد بود چون از سیطره مرور زمان خارج شده ایم. و باز به همین دلیل است که در نظر دنیا و یا اقلا در نظر آدمی که مثل کره زمین و یا کوه ایمالیا باشد و در عین حال قلب و جریان خون دارد شما و پدرتان و پدر بزرگتان و جد سوم و چهارم و پنجم شما همگی در یک موقع به وجود آمده و در یک موقع فوت کرده اید من و شما چون قلب و کبد و کلی و غیره داریم و یک ساعت قبل از ظهر را با یک ساعت بعد از ظهر فرق میگذاریم و به قول فلاسفه بین دو حادثه مازی و مستقبل گذشته و آینده فرق میگذاریم خیال میکنیم که پدرمان قبل از ما به وجود آمده و قبل از ما فوت کرده ولی در نظر کوه هیمالیا شما و پدرتان و جدتان در یک موقع متولد شده و در یک موقع فوت کرده اید زیرا برای کوه هیمالیا یعنی کسی که مشمول مرور زمان نیست دو حادثه گذشته و آینده وجود ندارد و تمام حوادث در نظر او حادثه زمان حال و ابدی است این است که برای این دنیا حرکت کهکشان آندرومد با حرکت یک اقربه ثانی شمار و یا با حرکت الکترون در اطراف هسته مرکزی اتم هر سه مساوی است و به هیچ وجه و به هیچ شکل و به هیچ نحو بین صد هزار میلیارد قرن و یک ثانیه فرق وجود ندارد و چون همه چیز از حیث زمان با هم مساوی است چون هیچ فرقی بین گذشته و آینده وجود ندارد چون بزرگی و کوچکی آقایی و بردگی و سرخی و سفیدی چیزهایی است که فقط به نظر ما میرسد و در نظر دنیا که چشم ندارد رنگ سفید و سرخ با هم مساوی می باشند و چون هیچ معخذ و مقیاسی برای سنجیدن وجود ندارد اگر ما هم مثل دنیا بودیم و این عضلات و ها را نمی‌داشتیم، هزار تون سنگ با یک سنگ ریزه در کف دستمان متساوی الوزن بود. بنابراین دنیای عظیمی که ما میبینیم جز یک وهم، یک پندار، یک خیال، یک تصویر بیپایان چیز دیگری نیست. ولی در همه وقت نباید این را فراموش کرد که شاید شعور ما نمیتواند درست استنباط کند و بفهمد. بعضی از مردم و خصوصا طبقه ثروتمندان تصور می نمایند که مرگ هم مثل مد لباس است و همانطور که در لباس پوشیدن باید از اسلوب و سبک خاصی تقلید و تبعیت کرد در مرگ نیز باید از سبک و اسلوب خاصی تبعیت و تقلید نمود. همانطور که برای مد لباس اعلان می کنند برای مرگ هم باید اعلان کنند. تا دیگران بفهمند که ما مرده و از این جهان رفته ایم و سپس در پشت جنازه ما بیفتند و ما را به گورستان ببرند. ما تصور می کنیم که وقتی با این حیاهو و جار و جنجال به قبرستان رفتیم دیگر تنها نخواهیم بود. ولی از این حقیقت قافل می باشیم که وقتی مرگ یعنی هیچ و نبودن پیش آمد جمعیت و افراد هیچ فرقی با هم ندارد و به عبارت دیگر هیچ چیز نمی تواند تنهایی و وحدت ما را هنگام مرگ و بعد از مرگ مبدل به جمعیت کند. ولی ترس از مرگ یعنی خوف از هیچ و خوف از نیستی طوری در قلب ما ریشه دوانیده که تصور می‌کنیم اگر بعد از مرگ ما کسی در پشت سر ما به قبرستان بیاید و یا بعد از چند روز یا چند هفته به سراغ ما بیایند و از ما یاد بکنند دیگر تنها نخواهیم بود این عقاید و افکاری که ما درباره مرگ داریم همان افکار و عقایدی است که صد هزار سال قبل از این جوامع وحشی بشر درباره مرگ داشتند و تا امروز کوچکترین ترقی و پیشرفتی در این مرحله نصیب ما نشده است. صد هزار سال قبل از این جوامع وحشی نوع بشر تصور می کردند که انسان بعد از مردن هنوز زنده است. همه چیز را می بیند و عقلش به همه چیز میرسد. و به این جهت در قبر او غذا می که وقتی بیدار شد بخورد و غذاهایی را که وی در زمان حیات دوست می‌داشت میپختند و تصور می‌کردند که او خواهد خورد و از آن غذاها لذت خواهد برد امروز نیز همین نقایه درباره مرگ وجود دارد و مردم طوری با مردگان رفتار می‌کنند که گویی زنده هستند حتی آنها را زنده تر از خود می‌دانند و می‌گویند که مردگان به اسرار و رموزی اطلاع دارند که ما زندگان از آن بی اطلاع هستیم در صورتی که از نظر اقلانی چنین نیست و محال است که مردگان دارای حس و شعور و فهم و عقل باشند. گرچه ممکن است بعد از مرگ چیزی از انسان باقی بماند و مثلا روح. ولی آن روح چون چشم و گوش و معده و عصب و دست و پا ندارد هرگز دارای فهم و شعور و شخصیتی نظیر فهم و شعور ما نخواهد بود. همانطوری که مثلا امواج برق و یا امواج گراویته امواج نیروی جاذبه وجود دارند و در عالم هستی دارای حیات هستند ولی عقل و شعور و فهم و شخصیت آنها غیر از ماست و به کلی با ما تفاوت دارد علت اینکه مردم دنبال تحقیقات مربوط به مرگ نرفتند به دلیل همان وحشتی است که بر طبق سیره آب و اجدادی از مرگ داشتند. و هنوز هم این وحشت مانع از این است که راجع به مرگ تحقیق کنند و بدانند که مرگ چیست و بعد از اینکه انسان از این جهان رفت چه وقایعی برای او پیش نخواهد آمد من نمیدانم که بعد از مرگ آیا مبدل به قوه برق می شوم و یا جزو امواج جاذبه می گردم ولی یکی از صدها هزارها و احیانا میلیون ها امواج دیگری را که در جهان وجود دارد و ما از آن بیخبریم تشکیل خواهم داد ولی از یک چیز اطمینان دارم و آن این است که بعد از مرگ چون مغز و سلسله اصحاب من از بین می رود دیگر رنج و شکنجه نخواهم کشید. چون چشم و گوش و زبان و معده و دست و پا و قلب و کلی من از بین می رود. هرگز در فکر این دنیا نخواهم بود و آرزو نخواهم کرد که فلان غذا را بخورم و یا فلان دوست و قوم و خیش خود را ملاقات کنم. من می دانم که به طور حتم بعد از مرگ چیزی از من باقی نمی ماند. ولی آن چیز هرچه چی می خواهد باشد چون فاقد اعضا و جواره بدن و فاقد وسایل زندگی در این دنیای زمینی است از فراغ دوستانیان و آشنایان رنج نخواهد کشید و اصلا نخواهد دانست که دوستان و آشنایانی را از دست داده است. آن چیز و مثلا آن روح نخواهد دانست که روزی اسمیت و موریس و یا جاکسون بوده زیرا برای اینکه بداند که روزی فلان شخص بوده باید مغز و سلسله اصاب داشته باشد و آن چیز مغز و سلسله اصاب ندارد و در نتیجه فاقد حافظ است. البته حافظه بزرگ این دنیا هرگز از بین نمی رود و هر واقعی که برای یک جسم یا ماده پیش بیاید ولو اینکه که مرتبه مبدل به موج برق شود و سپس فرمسل متراکم گردد و یک دانه لوبیا و یا یک خرگوش، یک ماهی یا یک انسان یا کوه را تشکیل بدهد حافظه اصلی و ازلی و ابدی دنیا همواره با او خواهد بود. همین حافظه اصلی و ازلی و ابدی است که پیوسته در خاطر الکترون ذرات الکتریسیته باقی میماند و آن را وادار می کند که همه وقت و همه حال با لرزه های مخصوصی و با سرعت ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر به اطراف پراکنده شود. این نکته را نیز باید دانست که اگر ما خیال کرده ایم که به اسرار ذره های کوچک و اتم پی برده ایم، هنوز اسرار ذرات برق الکترون بر ما مجهول است ما نمیدانیم که یک ذره برق یا الکترون از چه ساخته شده و دارای چه ترکیباتی است زیرا الکترون به قدری کوچک است و طوری فرار می باشد که چنان با سرعت به اطراف فراکنده می شود که ما هنوز نتوانستیم آن را به تنهایی به دست آورده و به تنهایی مورد معاینه و تحقیق قرار بدهیم. و حتی ممکن است بعد از مرگ من ذرات گوشت و استخوانم وقتی مبدل به امواج برق و نیروی جاذبه شدند خاطراتی از این دنیای زمینی در خود حفظ کرده باشند ولی آن خاطرات همان خاطرات ذرات برق و قوه جاذبه خواهد بود و نه خاطرات من به عبارت دیگر خاطرات من که عبارت از خواب و خوراک می باشد در ذرات برق و جاذبه توجهی به شکم پروری من ندارند که اینگونه خاطرات را حفظ کنند و با خود به دنیای دیگر ببرند ما ممکن است که بعد از مرگ مبدل به صدها موج و یا صدها شی بشویم ولی آنچه محقق و مسلم باشد این است که به واسطه از دست دادن مغز و سلسله اصاب و شکم و دست و پا و چشم دیگر این زندگی زمینی و این شب و روز کردن را به خاطر نخواهیم داشت و همان بهتر که به خاطر نداریم. زیرا ذرات برق و یا نیروی جاذبه که از من باقی مانده است اگر به خاطر می آورد که روزی در کره خاک یک ماشین زبال سازی و یک مستراح متحرک یعنی من بوده است قطعا عیش و خوشی او ناقص می گردید و شاید دیگر نمی توانست با سرعت ثانیه 300 هزار کیلومتر و با سرعت بینهایت و ازلی ابدی در مورد امواج جاذبه در جهان به تفریح و گردش خوشگذرانی مشغول باشد. در اینجا یک مرتبه دیگر من خود را ناچار می بینم که در قبال پیروان مذهب بودا در هندوستان قدیم سر تعظیم و تکریم فرود بیاورم. آنها در یک سد و قرن قبل از این عقیده داشتند که انسان وقتی مرد و از این جهان رفت مرحله به مرحله ترقی می کند تا اینکه مبدل به ذات پاک خداوند متعال شود. ولی بعد از اینکه از یک مرحله به مرحله دیگر ورود کرد فکر و شعور و حافظه و شخصیت مرحله سابق را از دست می دهد. چرا جایی دور برویم؟ در همین دنیای زمینی وقتی که شما در فلان کارخانه و یا مؤسسه ترقی کردید و مثلا از مقام کارگری به مهندسی رسیدید تقریبا به کلی فراموش میکنید که شما کارگر بودید. و مشاغل و وظایف مهندسی طوری شما را در خود فرو میبرد که مجالی باقی نمیماند که شما زندگی دوره کارگری خود را به خاطر بیاورید پیروان مذهب بودا عقیده داشتند برای اینکه انسان به سرعت ترقی نماید باید لاشه او را سوزانید تا آن کاری که آب و خاک و باد بعد از نیم قرن و یا یک قرن میخواهند بکنند آتش در ظرف نیم ساعت و یک ساعت بکند یعنی زودتر جسد انسان مبدل به انواج گردد تا با سرعت زیادتری در جهان ترقی نماید و مراحل مختلف را بپیماید و دیگر منتظر نشود که لاشی او به تدریج و آهسته آهسته مبدل به خاک شود کودکی که به دنیا می آید دارای تمام اسرار زندگانی خود می باشد و میداند وقتی که بزرگ شد چه خواهد کرد و چه راهی در زندگی پیش خواهد گرفت. ولی این کودک اطلاعات مزبور را بالقوه دارا می باشد چون در این جهان هرچه هست در همان نطفه اولیه است. نطفه اولیهی که کودک از آن به وجود می آید در نظر ما کوچک جلوه می کند. چون بیش از یک ذره و مثلا بیش از یک نوک سوزن نیست. ولی باید بدانیم در همین یک ذره دنیای عظیمی وجود دارد که در آن خورشید و ستارگان موجود هستند و هر یک دارای حرکاتی می باشند. در همین یک ذره کوچکی یک کودک و یا یک جوجه از آن به وجود می آید چنان فعالیت و هیجان و رفت آمدی وجود دارد که به راستی حرکات ستارگان دنیای خورشیدی ما در قبال آن جنب و جوش حکم سکوت را دارد هرگز نسبت به آن یک ذره که یک کودک از آن به وجود می آید به نظر حقارت نگاه نکنید چون اساس هستی همین یک ذره است روترفورد و ادینگتون که هر دو انگلیسی و از دانشمندان بزرگ شناسی می باشند می گویند که اگر می خواهید بدانید که یک سانتیمتر مکعب و مثلا در یک حجم کوچک به وسعت تاس تخت نرد چقدر اتم وجود دارد این جهان با عظمت را که دارای یکصد میلیارد کهکشان است و در هر کهکشانی به تفاوت از 100 هزار تا ده میلیون و 100 میلیون خورشید وجود دارد اقلا یکصد میلیون مرتبه بزرگ کنید و بعد از آنکه جهان یکصد میلیون مرتبه بزرگتر شد تازه بدام میماند که یک دانه اتم از حیث بزرگی به پای یک تاس کوچک تخت نرد رسیده باشد بنابراین در یک سره کوچک که یک کودک و یا یک جوجه از آن بیرون میآید به تحقیق صدها جهان است و تمام اسرار اولین و آخرین را در خود حفظ کردند و می دانند که دنیا چه بوده و بعد از این چه خواهد شد. لذا کودک وقتی که به دنیا می آید به طور بالقوه می داند که سرنوشت او چیست و چه خواهد شد. ولی نمیتواند به ما بگوید که دارای چه سرنوشتی خواهد گردید چون ما زبان او را به عبارت دیگر زبان ذرات موجود در وجود او را نمیدانیم بر همین قیاس وقتی که کسی از این دنیا رفت و فوت کرد عالم علوم اولین و آخری می شود و همه چیز را میداند اما نمیتواند چیزی به ما بگوید چون ما زبان او را نمیفهمیم طبعا کالبد مرده که متلاشی می شود و از بین می رود دارنده علوم اولین و آخرین نیست اما آنچه از او باقی می ماند دارای علوم اول و آخر است و متاسفانه ما از زبان مردگان بدون اطلاع هستیم به احتمال قوی و بلکه بدون تردید مرگ هم مثل تولد یک تولد دیگر است و در آن موقعی که ما فوت می کنیم در حقیقت متولد می شویم و زندگی جدید را شروع می نمائیم. ولی همین که وارد دنیای جدیدی شدیم رابطه ما با دنیای سابق قطع می شود. مردگان حتما در این جهان دارای زندگی می باشند ولی نمی توانند با ما تماس بگیرند و گفتنی های خود را به ما بگویند و تنها چیزهایی را به ما می گویند که فهم ما قادر به ادراک آنها باشد. و این مطالب را هم به وسیله زبان خود ما میگویند چون مردگان همواره در وجود ما هستند و فقط هنگامی از وجود ما میروند که ما مثل آنها بشویم یعنی فوت نماییم و تازه در آن موقع هم تماس ما با مردگان زیادتر می شود یعنی چون مثل خود آنها شده ایم این که ملاحظه فرمایید که مردگان شبها به خواب ما می آیند بدان مناسبت است که از وجود ما نرفتند و کماکان جای آنها در کالبد ماست وگرنه به خواب ما نمی آمدند. ما در جای دیگر گفته ایم که هر وقت خواستید مردگان را بیابید آنها را در قبرستان جستجو نکنید بلکه در قلب خود جستجو نمایید. چون یگان محل سکونت آنها را قلب می باشد و در خارج از قلب مکانی ندارند و راستی چیز عجیبی است که ما فقط مردگان را به درستی و بدون ریا و بدون منظور مادی دوست می داریم و حاضریم در راه آنها فداکاری کنیم. وگرنه تقریبا نادر است که بتوانیم یک نفر زنده را مثل یک مرده دوست بداریم و همواره علل مادی و عوامل زندگی مانع از این می شود که ما به افراد زنده مثل مردگان عشق ببرزیم. حتی در موقعی که حاضریم در راه معشوقه خود جان فدا نماییم آن فدا کردن جان هم مربوط به عشق واقعی نیست بلکه مربوط به غرور و خودپرستی خود ماست و میخواهیم کاری بکنیم که پیش خود ما سرفراز باشیم و کاری بکنیم که بتوانیم از حدود و مرتبه خود تجاوز نماییم و بالاتر برویم و می که با این حرکات به خود ثابت نماییم که ما بیش از دیگران غیرت و مردانگی و حقیقت داریم به طوری که حاضریم در راه عشق جان خود را فدا کنیم اما مردگان را به طور قطع دوست می داریم و اگر روزی توانستیم که افراد زنده را نیز مثل مردگان دوست بداریم در آن صورت دنیای ما بهشت برین خواهد گردید هر وقت که به یک مورد فکر می کنیم که مثلا مادر و یا خواهر و یا پدر و فرزند ماست تمام زشتی ها و بدرفتاریهای های او را فراموش می نمائیم. و در عوض تمام نیکیها و خوشرفتاریها ها و مظلومیت های او در نظر ما مجسم می شود. آن وقت می‌سوزد می سوزد که چرا تا وقتی که زنده بود او را خیلی دوست نداشتیم. و اگر افراد بشر می توانستند همینطور راجع به زندگانی فکر کنند هرگز در دنیا نزا و اختلافی به وجود نمی آمد. در هر صورت کودک نوزاد و مردگان از لحاظ دارا بودن اسرار نهان یک وز و یک حال دارند و ما از فهم زبان هر دو آجزیم. ولی آیا روزی خواهد رسید که ما به زبان هر دو آشنا شویم و اسرار زندگی را از مردگان بپرسیم؟ این احتمال بعید نیست چون در این جهان هر چیزی به فکر من و شما میرسد حتما قابل اجراست اگر قابل اجرا و عملی نبود به فکر من و شما نمیرسید به علاوه تا همین چند سال قبل ما از زبان امواج بی اطلاع بودیم و نمیدانستیم که این فضای خالی پر از امواجی است که به سرعت میآیند و میروند و هر یک زبان جداگانه دارند و از این همه زبان ها ما فقط زبان امواج هرتز امواج بیسیم رو شناخته ایم و تازه در آغاز تحصیل یعنی دوره الفای این زبان هستیم. بنابراین ممکن است که روزی ما به زبان مردگان آشنا شویم و با آنها صحبت نماییم و فعلا تا وقتی که آن روز برسد خوب است که زبانهای یکدیگر را یاد بگیریم زیرا پنجاه درصد از جنگ ها و خون ریزی ها و اختلافات اجتماعی و خانوادگی ما ناشی از این است که زبان یکدیگر را نمیفهمیم و من نمیتوانم بفهمم که شما چه میگویید و بالعکس بزرگترین دلیل وحشت ما از مرگ این است که آن را نمیشناسیم و چون نمیشناسیم از آن میترسیم چون از مرگ بیمناک هستیم جلو نمی رویم که آن را بشناسیم و لذا عدم شناسایی و بیم از مرگ دور و تسلسل پیدا کرده و یکی علت و دیگری معلول شده و باز هم معلول مزبور به نوبه خود علت دیگری را تشکیل داده و هر دو نمی گذارند که ما راجع به مرگ مطالعاتی بکنیم یکی دیگر از علل وحشت ما از مرگ این است که ما می اندیشیم که بعد از مرگ از بین می رویم و این شخصیت و شعور را از دست می دهیم. ما به قدری عقیده داریم که این من و شخصیت زمینی خود را حفظ کنیم که راضی نمیشویم در بهشت جاویدان بدون این شخصیت و شعور زمینی زندگی نماییم یک بیچاره ناتوان را در نظر بگیرید که کر و کور و لال و افلیج است و در تمام عمر رنگ آفتاب و درختان و گلها را ندیده و گوش او نغمه موسیقی را نشنیده و نتوانسته است با دو پای خود چند متر راه را طی کند طبیعی است که لذت و خوشی این مرد ناتوان و مفلوج فقط در خوردن غذا و احیانا استشمام رایحه غذاها و نوشیدنی ها بوده و غیر از آن هیچ چیز از این دنیا را نمی فهمد. اینک فرض کنید که اجازی رو بدهد و یک مرد بزرگ و مثلا یک پیغمبر او را از بستر بلند کند و چشمهای او را بینا، گوشهای وی را شنوا، دهان او را گویا و پاهای او را پویا نماید. و خلاصه این مرد ناتوان مبدل به یک موجود توانا مثل من و شما شود. و آنگاه دست او را بگیرد و او را مقابل باقی ببرد که در آن جمعی از شاهزادگان و شاهزاده خانوم های جوان مشغول گردش و تفریح می باشند. و در اطراف باغ صدای نقمه موسیقی به گوش برسد و بلبل در شاخسار چهچهه بزند و بوی غذاهای لذیذ مشام انسان را نوازش بدهد و سپس به او بگوید که ای فلانی تو در تمام عمر و بلکه تا پایان جهان در این باغ با این جوانان زندگی خواهی کرد و هر چه بخواهی میتوانی خورد و هر چه مایل باشی خواهی پوشید ولی یک شرط دارد و آن این است که تو به کلی فراموش کنی که آن مرد ناتوان و مفلوج و کور و بوده ای و حتی اسم خود را به خاطر نیاوری و به کلی شعور و شخصیت و منیت سابق خود را از دست بدهی. اینک بگو که آیا حاضر هستی با این شرط بقیه عمر را در این باقع بهشت آسا زندگی کنی یا نه؟ بقیه شما آیا شخص جواب مثبت خواهد داد یا منفی؟ من که تصور می کنم او جواب مثبت می دهد زیرا می فهمد که زندگی گذشته او در قبال زندگی جدید حکم جهنم را در قبال بهشت داشته است. و با کمال میل حاضر خواهد شد که نام خود را که نماینده یک وجود بدبخت و علیل و مریض و بیچاره بود فراموش نماید تا بتواند برای بقیه عمر و یا برای بقیه عمر تا پایان دنیا از سعادت همیشگی برخوردار گردد اگر این مرد پیشنهاد مزبور را نپذیرفت واقعا احمق است و بلکه میتوان گفت که یک دیوانه میباشد وضع ما هم نسبت به وضع زندگی در دنیای دیگر همینطور است و ما دو دستی به این زندگی و شعور شخصیت دنیای زمینی خود چسبیده ایم و قسمت اعظم وحشت ما از مرگ برای این است که مبادا در دنیای دیگر به خاطر نیاورم که همون کسی هستم که در این لحظه این سطر را نوشتم در صورتی در این جهان جز درد و رنج چیز دیگری نصیب ما نمی و آنچه را به نام ایام خوشی و راحتی بخوانیم فاصله و متارکه ای است که بین دو دوره رنج و بدبختی به وجود می آید. به طور کلی در دنیای دیگر ممکن است سه وضعیت برای ما پیش بیاید. اول اینکه بعد از مرگ به کلی از بین برویم که چنین چیزی محال است زیرا در این جهان هیچ چیز از بین نخواهد رفت و چون عکس ستاره که در یک شب طوفانی و ابرالود برای یک لحظه در یک جوی آب منعکس گردیده برای همیشه در این جهان باقی خواهد ماند و ما هم بعد از مرگ به طور حتم باقی خواهیم ماند ولی به این شکل و صورت باقی نمیمانیم اما این نکته مسلم است که به هر شکل و هر وضع که باقی بمانیم دچار رنج و زحمت نخواهیم بود زیرا اصابی که در این دنیا باعث رنج و زحمت ما می شود از بین رفته است وضعیت دوم این است که بعد از مرگ از بین نرویم بلکه زندگی دیگری داشته باشیم که غیر از زندگی فعلی است و در آن زندگی جدید نتوانیم که خود را بشناسیم اگر این وضع پیش آمد و ما خود را نشناختیم و ندانستیم که همون کسی هستیم که روی زمین مشغول زراعت یا آهنگری و یا تجارت بودیم باز هم نباید از مرگ متوحش باشیم چون اگر زندگی ما بهتر شد که چه بهتر از این و ما شبیه به همون مرد ناتوان و افلیش خواهیم گردید که یک مرتبه بینا و توانا شده و با کمال میل حاضر است که زندگی جدید خود را با فراموش کردن خاطرات گذشته معاوضه نماید و اما اگر زندگی ما در دنیای دیگر بدتر شد باز هم از لحاظ مرگ نباید وحشت داشته باشیم زیرا به فرض اینکه زندگی ما بدتر شد باز هم شخصی که دارای آن زندگی شده مربوط به ما نیست چون ما شخصیت و شعور و منیت زمینی را از دست داده ایم و خود را نمیشناسیم و چون خود را نمیشناسیم و نمیدانیم که ما همان کسی هستیم که در دنیای دیگر مثلا تاجر بودیم از وضع ناگوار زندگی خیش ملول نخواهیم بود همچنان که در همین دنیا اگر یک تاجر ناگهان بر اثر آرزه جنون و یا هر آرزه دیگر خود را فراموش کند و بعد یک کارگر عادی بشود و روزی ده ساعت به کارهای سخت مشغول باشد اظهار شکایت نخواهد کرد زیرا نمیداند که او یک تاجر ثروتمند بوده است این که محال است که زندگی ما در دنیای دیگر بدتر از زندگی زمینی شود چون به طور حتم بر اثر از دست دادن اعضای بدن و عصاب هرگز دچار درد و رنج نخواهیم بود و لذا هر نوع زندگی که در جهان دیگر برای ما پیش بیاید بهتر از زندگی زمینی است وضعیت سوم بعد از مرگ این است که ما همین شعور و شخصیت دنیای زمینی را حفظ کنیم این وضعیت اگرچه از لحاظ عقل و منطق محال است با این حال چون باید هر فرض را مورد توجه قرار داد ما این فرض را هم قبول می کنیم که با وجود از دست دادن مغز و اصاب و ها و اعضای بدن باز هم همین منیت و شعور زمینی را حفظ نماییم. در این صورت باز هم نباید از مرگ وحشت داشته باشیم زیرا در این جهان دنیای زمینی یگانه آرزوی هرکس این است که وقتی مرد بتواند شعور و شخصیت و حافظه خود را حفظ کند و بتواند در جهان دیگر خیش را بشناسد و وقتی این منظور حاصل شود دیگر نباید وحشت داشته باشیم زیرا چون خود را میشناسیم ناچار آنها را هم میشناسیم و نمیتوانیم دوری آنها را تحمل کنیم و ای خواننده محترم که این سطور را میخوانی آیا هرگز به فکر دوستان دوره کودکی خود هستی و آیا دوستانی را که قبلا چهار و یا پنج سال است که ندیده ای یادی از آنها می کنی؟ و آیا حاضری که امروز به ملاقات آنها بروی و ببینی که آیا سالم هستند و یا بیمار می باشند؟ آیا برادر تو که مدتی سفر کرده و در یکی از شهرهای خارج دارای زن و بچه شده به فکر تو میآید و آیا حاضری امروز کسب و کار خود را رها کنی و برای دلجویی به ملاقات او بروی ما که در دوره حیات سالی یک مرتبه از همسایه دیوار به دیوار خود احوال پرسی نمی کنیم چگونه ادعا کنیم که بعد از مرگ دلمان برای دوستان و خویشوندان تنگ خواهد شد از طرف دیگر اگر شعور و شخصیت و حافظه زمینی ما باقی بماند در دنیای دیگر که دنیای مردگان است دوستان جدیدی پیدا خواهیم کرد که دوستان و خویشاوندان قدیم را از خاطر ما خواهند برد و لذا از دوری اقوام و دوستان ملول نخواهیم شد خلاصه مرگ را از هر جهت که مورد مطالعه قرار بدهید و نتایج آن را در نظر بگیرید میبینید که وحشت ندارد ضمنا تشریفات ظاهری آن و به خاک سپردن مردم هم برای مردم تولید وحشت می کند. اگر انسان بعد از مرگ مبدل به یک دست گل و یا یک عطر لطیف و یا یک پرنده میشد و تشریفات ظاهری از بین می رفت، وحشت مردم از مرگ به مقدار زیادی کاهش می یافت. پایان بخش آخر امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید.